کتاب زمینی نو نویسنده اکارتول در این فایل صوتی از ترجمه های مختلفی از جمله ترجمه مریم تقدیسی میترا موتزد و مسیحا برزگر استفاده شده راوی کتایون زند فصل اول شکوفایی آگاهی انسان یادآوری زمین در 114 میلیون سال پیش صبح درست پیش از دمیدن آفتاب نخستین گل سیاره ما گل برکاش رو باز میکنه تا به روی خورشید بوسه بزنه پیش از این واقعه مهم که خبر یک دگرگونی انقلابی در زندگی گیاهی بود سیاره زمین به مدت میلیون ها سال از خزه و گیاه پوشیده شده بود احتمال داده میشه که نخستین گل چندان عمری نکرده باشه و گلها باید پدیدهای کمیاب و در انزوا بوده باشند چون شرایط نباید برای رشد گلها خیلی مناسب بوده باشه با این وجود طبیعت به آستانه تحولی مهم میرسه و ناگهان انفجاری از رنگ و بوها زمین رو فرا میگیره البته کسی نبوده تا شاهد این انفجار رنگ و بو باشه بعدها این موجودات قشنگ و خوشبو که نامشون گله نقشی اساسی در تحول آگاهی انواع دیگه موجودات ایفا کردن. قرار بود آدم ها به سوی این گل ها کشیده بشن و ستایششون کنن. وقتی آگاهی بشر رشد پیدا کرد، گل ها نخستین چیزی بودن که بدون اینکه ارزش مصرفی داشته باشن. یعنی بدون اینکه نقشی در بقای انسان ایفا کنند، مورد توجه و علاقه آدمی قرار گرفتن. گلها الهام بخش بسیاری از هنرمندان، شاعران و عارفان شدند. عیسی مسیح به ما میگه که درباره گلها تعمل کنیم و زندگی رو از اونها یاد بگیریم. گفته میشه که بودا خطابه ای داشت در سکوت. یعنی بدون اینکه چیزی بگه، گلی رو در دست گرفت و بهش خیره شد. دقیقه‌ای بعد بر لب یکی از حاضران که راهبی بود به نام ماهاکاشیاب لبخندی شکوف. میگن اون تنها کسی بود که خطابه خاموش بودارو درک کرده بود. بر اساس آموزه های مکتوب این لبخند یعنی همون فهم ناب توسط 28 استاد بزرگ سینه به سینه منتقل شد تا سرانجام تبدیل شد به بنیان مکتب زن. دیدن زیبایی گل آدم رو بیدار میکرد تا زیبایی های نهفته درخیش رو ببیند. همون زیبایی هایی که پاره های اساسی وجود انسانیه. نخستین بارقه ادراک زیبایی مهمترین حادثه تکامل آگاهی بشریه احساس شادمانی و عشق به شدت به فهم و ادراک زیبایی گره خوردن گلها رویدن تا برای ما نشانه های سووری اون چیزهایی بشن که در وجود ما متعالی و بیشکل و صورتن گلها زریفند و ناپایدار و اثری و همینطور لطیفتر از اون خاکی هستند که ازش می رویند. گلها اومدن تا پیام آوران عالمی دیگه بشن. همچون پلی بین دنیای فیزیکی صورتها و دنیای بی مثال و بی صورت. گلها نه تنها عطری داشتند که مشام جسم رو می بلکه رایهی خوش هم برای مشام روح آدمی داشتند. گلها مرتبه روشن شدگی گیاهان بودند. هر شکلی از حیات چه کانی، چه گیاهی، چه حیوانی و چه بشری بهره ای از روشن شدگی داره با این وجود روشن شدگی رخدادی است نادر چون روشن شدگی جهشی فراتر از پیشرفت تکاملی وقفه ای از روند پیشین جهشی به مرتبه کاملا متفاوت از وجود و مهمتر از همه کاهش سطح مادی موجود روشن شده است چه چیزی میتونه سنگین تر و نفوذناپذیرتر از یک صخره باشه؟ صخره سختترین و فشرده ترین همه ی صورت هاست. با وجود این بعضی از صخره ها دستخوش تغییرات ملکولی میشن و به کریستال تبدیل میشن و به این ترتیب شفاف میشن و نور رو از خود عبور میدن. بعضی از زغال ها تحت تاثیر حرارت و فشار شدید به الماس تبدیل میشن. بعضی از فلزهای سنگین هم در اثر فعل و انفعال های فیزیکی مشابه به سنگ های قیمتی تبدیل میشن. بیشتر جانوران خزنده یعنی وابسته ترین موجودات به خاک طی میلیون سال ثابت موندن. با این وجود بعضی از اونا پروبال درآوردن و به پرنده تبدیل شدن. و به این ترتیب از نیروی جاذبه‌ای که اونها رو سالیان سال بسته زمین نگه می‌داشت سر پیچیدن. اونها خزندگان ماهرتر و سریعتری نشدند بلکه به مرتبه‌ای ورای خزیدن و راه رفتن صعود کردند. از زمانهای بسیار قدیم برای آدمی گلها، کریستالها، سنگهای قیمتی و پرنده ارزش ویژه‌ای داشتند. البته اونها هم همچون دیگر شکلهای حیات مظاهر اون حیات و آگاهی یگانند. بیتردید، اهمیت، افسون و جاذبه ویژه آنها برای آدمی در کیفیت اتری و آن جهانی آنها نهفته است. وقتی که اندک حضوری به آدمی دست میده و اون کمی درنگ و توجه میکنه میتونه حضور آن روح جان و جهان رو در همه پدیده ها و اشکال حیات لمس کنه باهاش اونس بگیره دوستش بداره و یگانگی ذات خود رو باهاش تجربه کنه. بدون این تجربه کیهانی بیشتر آدمها فقط صورت ظاهر امور رو میبینن و نسبت به جان جان و جان جهان بیخبر میمونن. این گونه آدمها نسبت به ذات خود هم در بیخبری به سر میبرند. و خود رو همون صورت ظاهر و عواطف و احساساتشان میپندارن. در ارتباط با گلها، کریستال ها، سنگ های قیمتی و پرنده ها، حتی آدمی که از آگاهی والایی هم بهره من نباشه به سادگی میتونه تشخیص بده که اونها چیزی بیشتر از وجود فیزیکیشون هستن بدون اینکه بدون همین ویژگیه که اونو به سوی این چیزها میکشونه به دلیل ویژگی اتری صورت ظاهر این امور کمتر از صورت مظاهر دیگه ذات الهیشون رو پنهان میکنه البته نوزادان انسان و حیوان هم همین احساس رو به آدمی منتقل می کنند. اینا ظریف و لطیفند و هنوز در صورت مادیت زمخت قوام نگرفتند. بنابراین بارگاه های خاص و شیرینی و زیبایی ویژهی رو از خود ساته می کنند که این جهانی نیست. این امور حتی آدمهایی رو که از استعداد و حساسیت نسبتا پایینی برخوردارند هم مسرور می کند. بنابراین هنگامی که هوشیار هستی و در آستانه یک گل، یک کریستال و یا یک پرنده به مراقبه می پردازی و از چسبوندن برچسب های ذهنی به اونها اجتناب می کنی، این امور پنجره می شن برای تو به روی بیکرانه ی بی بیشکل و صورت که هستی نابه. به همین دلیل که کریستال و گل و پرنده نقشی اساسی در تکامل آگاهی بشری ایفا کردند. برای مثال یاقوت در وسط گل نیلوفر سمبل بودا میشه و کبوتر سمبل روح القدس این پدیده ها زمینه رو برای انتقال آگاهی بشری به مرتبه ژرفتر آماده کردن این همون بیداری معنوی که اکنون قصد تجربه اون رو داریم هدف این کتاب آیا آدم ها؟ برای دگرگونی آگاهی و شکوفایی ژرف و گسترده درون به نحوی که به گل نشستن بسیار زیبای گیاهان در قیاس با اون رنگ به بازه آمادگی دارند، آیا انسان کنونی میتونه ذهن شرطی شده خودشو کنار بذاره و همچون کریستال ها و سنگ های قیمتی نور آگاهی را از خودش بور بده؟ آیا بشریت میتونه از فرمان جاذبه خاک سر بپیچه از مادیت محض فراتر بره و خود رو فقط همون صورت و ظاهر خود ندونه امکان چنین دگرگونی موضوع محوری آموزه های بزرگ معنوی بوده پیامبران، اولیا، عارفان و فرزانگان همه گلهای باغ بشریت بودند. اونها پیشروان بیداری بودند. گرچه پیام بسیاری از اونها به درستی درک نشد و اغلب به شدت تحریف شد. پیام اونها به یقین نتونست رفتار انسانی رو به استثنای اقلیت کوچکی از مردم تغییر بده. آیا اکنون بشریت برای دریافت آموزه های معنوی به مرحله بهتر از گذشته رسیده؟ آیا بشریت آماده تر و مستعدتر شده؟ چرا باید چنین باشه؟ تو برای سرعت بخشیدن به این دگرگونی بشری چه نقشی میتونی ایفا کنی؟ ویژگی های نفسانی ادراک گذشتگان چه بوده و ویژگی ادراک امروزی ها چیه؟ اینا پرسش هایی که پاسخشون رو در این کتاب مرور میکنیم. مهمتر از هر چیز خود این کتاب حاصل همین دگرگونی و آگاهی نوعه. ایده ها و مفاهیم مطرح شده در این کتاب مهمن. اما نقشی درجه دو دارند. اونا چیزی نیستن جز علائمی که مسیر بیداری رو نشون میدن. هدف عمده این کتاب افزودن به اطلاعات تو و یا تزریق باورهای تازه به ذهن تو نیست. این کتاب نمیخواد تو رو نسبت به امری متقاعد کنه. این کتاب میخواد موجب تحولی در آگاهی تو بشه. میخواد بیدارت کنه. بنابراین این کتاب کتابی نیست که بتونی اون رو از سر تفنن و وقت گذرانی بخونی. این کتاب کتابی ای نیست که بتونی فاصله خود رو با اون حفظ کنی و ذهن خود رو با یک سری کلمات و مفاهیم سرگرم کنی. این کتاب درباره توه. این کتاب یا وضعیت آگاهی تو رو عوض خواهد کرد و یا اینکه به دردت نمیخوره. این کتاب تنها کسایی رو بیدار میکنه که مستعد بیداری هن. البته همه هنوز مستعد بیداری نیستن اما بسیاری در آستانه بیداری قرار گرفتن. هر یک نفری که بیدار میشه امکان بیداری آگاهی جمعی رو قوت میبخشه. هر یک نفری که بیدار میشه امکان بیداری دیگران رو آسونتر میکنه. اگه معنای بیداری رو نمیدونی به گوش دادن به این کتاب ادامه بده. فقط با بیداری که معنای حقیقی بیداری رو درک میکنی. تلنگوری کافیه تا روند بیداری تو آغاز بشه. وقتی بیداری تا آغاز بشه دیگه نمیتونی به عقب برگردی. برای بعضی ها این کتاب تلنگریه بعضی ها هم روند بیداریشون شروع شده اما خودشون نمیدونن. و این کتاب بهشون کمک میکنه تا بیداری خود رو دریابد. خواستگاه بیداری بعضی از آدم ها هم رنج و مصیبته. بعضی ها هم توفیق اون رو پیدا میکنند که در زندگی خود با استادی حقیقی آشنا بشن بعضی ها با شنیدن یک جمله بیدار میشن و بعضی ها هم با خواندن یک کتاب خوب مثل نیروی حال بیدار میشه. اگر روند بیداری تو آغاز شده این کتاب به بیداری تو سرعت و ژرفا میبخشه. بخش مهم بیداری تو شناختن خود خفته توه. شناختن همون نفسی که فکر میکنه، حرف میزنه و عمل میکنه. شناختن افکار و باورهای شرطی شده شناختن همه اون چیزهایی که خواب تو رو تداوم می بخشه این کتاب مهمترین ویژگی های نفس رو نشون میده و درباره بازی های اون در زندگی فردی و جمعی سخن میگه این نکته به دو دلیل اهمیت داره اول اینکه اگه ساز و کار نفس رو نشناسی نمیتونی نفسانیت رو در فکر و عمل خیش تشخیص بدی بنابراین نفس میتونه هر دم به شکلی در بیاد و از نو فریبت بده. اون وقت نفس ارباب وجود تو میشه و چنین وانمود میکنه که خود توه. دلیل دوم اینه که شناختن نفس خود به خود یکی از راه های تحقق بیداریه. وقتی ناآگاهی رو در خیش تشخیص میدی، اون چیزی که باعث تشخیص این ناآگاهی میشه، خود بخشی از آگاهی و بیداری توه. تو نمیتونی با خود دشمنی کنی و پیروز بشی تو نمیتونی با نفس بجنگی و پیروز بشی همونطور که نمیتونی با تاریکی به جنگی و پیروز بشی نور آگاهی همه اون چیزیه که لازم داری تو همون نور هستی اختلال موروسی ما اگر ما عمیقا به ادیان و آموزه های منوی گذشته نگاهی بندازیم می‌بینیم که در زیر لایه‌های تفاوت‌های ظاهری اون‌ها دو بصیرت اصلی وجود داره که بیشتر اون‌ها روی این اتفاق نظر دارند. واژه‌هایی که اون‌ها برای توصیف اون بصیرت‌ها به کار می‌برند، متفاوته. با وجود این، همه اون‌ها به حقیقتی اساسی با دو بخش مهم اشاره داره. بخش نخست درک این نکته است که وضعیت عادی ذهن بیشتر آدم‌ها مختل این اختلال رو میشه بیماری و حتی دیوانگی نامید بعضی از آموزه های هندویزم این اختلال ذهنی رو مریضی ذهنی نامیدند و اسم اون رو مایا گذاشتند یعنی پرده توهم رامانا مهاراشی یکی از بزرگترین فرزانگان هند به سراحت میگه ذهن مایاست یعنی پوشیده از توهمه بودیسم اصطلاحات متفاوتی رو به کار میگیره طبق آموزه های بودا ذهن عادی انسان مولد دوکاست یعنی رنج و ناخرسندی و یا احساس بدبختی بودا این وضعیت رو ویژگی شرایط بشری میدونه و میگه هر جا که بری و هر کاری که بکنی بالاخره با دوکا مواجه میشی بر طبق آموزه های مسیحی وضعیت عادی حالت جمعی گناهکاری ذاتیه گناه واجهیه که بسیار اشتباه درک و تفسیر شده. در زبان یونان باستان که کتاب عهد جدید به اون زبان نوشته شده گناه به منای خطا رفتن تیر و به هدف نخوردن اونه. بنابراین گناه کردن یعنی هدف وجود بشری رو نشانه نرفتن و تیر رو به خطا رها کردن. یعنی که ما ناشیانه و کورکورانه زندگی کنیم، زج بکشیم و دیگران رو زج بدیم. این مفهوم اگر از بار فرهنگی و تفسیرهای اشتباهش آری بشه، به عملکرد مختلی اشاره داره که جزو میراث انسانیه. دستاوردهای بشری عظیم و غیرقابل انکار بوده. ما آثار موسیقی، ادبیات، نقاشی، معماری و مجسمه‌های باارزش رو بسیاری خلق کرده‌ایم. در همین سال‌های اخیر علم و تکنولوژی چهره زندگی ما رو کاملا دگرگون کردند و به ما توانایی این رو بخشیدن که کارهایی بکنیم و چیزهایی بسازیم که انجام و ساخت اونها حتی دیویست سال پیش هم غیرممکن و معجزه به نظر می اومد. تردید ذهن بشری بسیار هوشمند عمل کرده. با این وجود هوشمندی بشر به دیوانگی آلوده است. علم و تکنولوژی توان ویرانگر اختلال ذهن بشری رو چند برابر کرده. همین اختلال ویرانگره که حیات بشری و سایر صورتهای حیاتی رو تهدید میکنه. به همین دلیله که قرن بیستم به نماد بیعقلی و خود ویرانگری بشری تبدیل شده. افسوس که این اختلال و خود ویرانگری شدت یافته و سرعت گرفته. جنگ جهانی اول در سال 1914 آغاز شد. جنگ‌های ویرانگر و وحشیانه که خواستگاهی همچون ترس، حرس، میل به قدرت داشتن همیشه تاریخ بشری را لکه‌دار کردند. تاریخ ما شاهد شکنجه، خشم و خشونت ناشی از تعصبات دینی و ایدولوژیکی هم بوده. آدم‌ها از دست خود آسیب بیشتری دیدن تا از دست طبیعت. در سال 1914 آدم ها نه تنها موتور و ماشین رو اختراع کرده بودند بلکه بمپ های اتمی، اتاق های گاز، توپ و تانک، و زیردریایی های جنگی رو هم اختراع کرده بودند. هوشمندی بشری در خدمت دیوانگی او. در جنگ فرانسه و بلژیک میلیون ها نفر مردن تا 4 کیلومتر باطلاق را نصیب خود بکنند. وقتی که در سال 1918 جنگ به پایان رسید بازماندگان با حیرت به حاصل این توحش نگاه می گردن. ده میلیون کشته و بیشتر از اینها معلول و مفقود و به جای مونده بود. تا اون زمان جنون بشری تا به این حد ویرانگر نشده بود. در اون زمان فقط تعداد کمی می که این تازه شروع کاره. تا پایان قرن بیستم تعداد کشته شدگان خشم و خشونت بشری به بیشتر از 100 میلیون نفر رسید. این آدمها فقط در جنگ های بین ملت ها کشته نشدند، بلکه بسیاریشون هم در جنگ های قومی و قبیله و نسل کشی ها نابود شدند. استالین 20 میلیون نفر را به جرم دشمنی با خلق، جاسوسی و خیانت کشت. ای هم در جنگ های داخلی، مثل جنگ داخلی اسپانیا و همچنین توسط رژیم خمر سرخ کامبوج کشته شدند. در حادثه ای اخیر بیشتر از یک چهارم جمعیت اون کشور قتل عام شد. کافیه به اخبار روزنامه ها و رادیو تلویزیون توجه کنیم تا بفهمیم که شومی دیوانگی های بشری به قرن 21 هم کشیده شده. ابعاد دیگه اختلال ذهن بشری خشونت بی سابقه ایه که آدم ها نسبت به گونه های دیگه حیاتی و خود سیاره زمین اعمال می کنند. مثلا نابودی جنگل های مولد اکسیژن نابودی انواع حیوانات، رفتار بیمارگونه با جانداران دیگه، مسموم ساختن آب رودخانه ها و دریاچه ها، آلوده کردن هوا. آدمها ها به انگیزه حرس و بیخبر از ارتباطشون با کل چنین می و چنین عمل می کنند. چنین اندیشه و عملی به نابودی خود بشر خواهد انجامید. جلوه های بیعقلی جمعی بشر که ریشه در شرایط اون داره بخش بزرگتر تاریخ ما رو می سازه. تاریخ بشر بیشتر های بیعقلی های اون بوده تا اقلانیت و فرزانگیش. اگه تاریخ بشری رو به عنوان یک کیس درمانی لحاظ کنیم، تشخیص بیماری فرد انسانی اینه که اون دچار پندارهای مزمنه اگرایش گرایش ای داره به سوی ارتکاب قتل و اعمال خشونتهای مفرد نسبت به دشمنان خیالی خود. یعنی همون ناآگاهیش که فرافکنی شده. ترس و شهوت قدرت نه تنها انگیزه روانی جنگ و خشونت میان ملت ها، قبایل، ادیان و ایدئولوژی هاست، بلکه سبب اصلی دشمنی بین افراد هم هست. این انگیزه ها برداشت تو رو نسبت به خودت و نسبت به دیگران دستکاری می کنن. از خلال این انگیزه ها دو نسبت به اوضاع و احوال خود دچار سوء تعبیر می شی. این سوء تعبیر به اقدام اشتباه منجر میشه با این هدف که تو رو از ترس برهانه و نیازت رو به بیشتر ارضا کنه گودالی بدون ته که هرگز پر نخواهد شد با وجود این فهم این نکته مهمه که ترس، حرس و میل به قدرت اختلالهای مورد بحث ما نیستن بلکه نتیجه اختلالهای مورد بحث ما هستند اختلال مورد بحث ما توهم جمعی ریشه که در ذهن تک تک افراد لانه کرده. شماری از تعالیم معنوی به ما میگه که از وحشت و امیال نفسانی رها بشیم. اما این تمرین های معنوی معمولا ناموفقن. اونها به ریشه این اختلال دست پیدا نکردن. ترس، هر و میل به قدرت عوامل زمینه یا اصلی نیستند. سعی برای اینکه انسانی بهتر باشی ارزنده است. اما تا زمانی که تغییری در آگاهی تو صورت نگرفته این تلاش به جایی نمیرسه چون بدون تحولی در آگاهی تو همین تلاش هم بخشی از اختلال ذهن تو میشه تلاش برای اینکه تصویری که از خودداری بهبود پیدا کنه تو با تلاش برای خوب شدن خوب نمیشی تو وقتی خوب میشی که خوبی نهفته در ذات خیش رو پیدا کنی و به اون خوبی مجال ظهور و بروز بدی خوبی نهفته در ذات تو هنگامی مجال ظهور و بروز پیدا میکنه که در آگاهی تو تحولی پدید آمده باشه تاریخ کمونیسم به ما میگه که چه اتفاقی میافته وقتی آدمها بدون اینکه خود را تغییر داده باشند در صدد تغییر قوم و اجتماع بیرونی بر بیان اونها طرح نقشه میریزند و از مکاری های نفس خیش قافلند ظهور آگاهی نو بیشتر ادیان و سنت های معنوی جهان بصیرتی مشترک را در دل دارند اینکه ذهن بشری در حالت عادی خود مبتلا به یک کاستی اساسی با وجود این از خلال این بصیرت که متوجه وضعیت بشریه و خبر بدی هم هست بصیرتی تازه زاده میشه خبر خوش این که امکان دگرگونی اساسی در آگاهی بشری هست در آموزه های هند و به ویژه آموزه های بودا این دگرگونی رو روشن شدگی می نامن. در تعالیم مسیح این رو رستگاری می خانن. بودا این استحاله را رهایی از رنج نامیده. رهایی و بیداری دو تعبیر دیگه این دگرگونی هست. بزرگترین دستاورد بشریت آثار هنری او علم و یا تکنولوژی نیست بلکه آگاهی نسبت به اختلال های ذهن خیش و دیوانگی های نفسه. گوات ما سیزارتا که 2600 سال پیش از این در هند میزیست شاید نخستین کسی بود که این بازی های پنهان نفس رو آشکارا مشاهده کرد. اون بعد از این آگاهی بودا یعنی بیدار شده نامیده شد. در همون زمان ها آموزگار دیگه در چین ظهور کرد. نام او لاوتزو آموزه های اون در کتابی بسیار ژرف و زیبا به نام داود چینگ گرد اومده. صد البته دیدن دیوانگی خیش آغاز روند بیداریه، آغاز شفای روح و دگرگونی آگاهی. بودی تازه از آگاهی بشری بر روی سیاره ظاهر شده بود. اون آموزگاران بیدار و کمیاب با معاصران خود سخن می گفتن. اونا از گناه، رنج و توهم حرف می زدن. اونا می گفتن به زندگیتون نگاه کنید. ببینید با زندگی تکرار ناپذیر خود چه می کنید؟ چرا رنج می برید و رنج می دهید. اون وقت اونا به امکان بیداری از کابوس جمعی انسان عادی اشاره کردند. اونا راه را نشونمون دادن. در اون زمان جهان هنوز برای درک گفتارشون آماده نبود. اما برای بیداری بشریت وجود آن آموزگاران بزرگ بسیار مقتنم بود. خیلی ها آموزه های جرف اون آموزگاران بزرگ رو بد برداشت می کردن و یا اساسا از اونها چیزی نمی فهمیدن. نسلهایی که پس از معاصران آن آموزگاران بزرگ اومدن و به تعالیم اونها علاقه نشون دادند هم اون آموزه ها رو دستخوش تحریف ساختند. در طی قرنها چیزهایی به آموزه های یاد شده افسوده شد که کاملا نامربوط بود و به سوء فهم و برداشت مریدان مربوط می شد. بسیاری از آموزگاران معنوی رو مجنون خواندند و مسخره کردند. حتی بعضی از اونها رو کشتند تعلیمی که راه برون شد از اختلال ذهن و دیوانگی جمعی رو نشون میدادند تحریف شدند و خود به پاره ای از دیوانگی تبدیل شدند. و ادیان که برای وصل کردن آمده بودند دست مایه جدایی شدند. اونها اومده بودند تا به خشم و خشونت و نفرت خاتمه بدن و یگانگی حقیقت رو گوشزد کنند. اما خود توسط پیروان نابخردشان دست مایه خشم و خشونت و نفرت و پراکندگی شدند. این اختلاف و پراکندگی حتی در درون یک دین هم به شکل ایجاد فرقه ها نمایان شد. یکی از آفات مدرن دین تبدیل اون به ایدئولوژی بود. ایدئولوژی سیستمی از باورها به وجود می آورد و بهتر می به پیروان خود هویت و شخصیت کازه ببخشه. ایدئولوژی خوراک خوشایند نفس بود. بر مبنای ایدئولوژی آدم ارزش ذاتیشون رو از دست می و به باورمندان و معتقدان به یک ایدئولوژی و یا ناباوران یعنی به حق و باطل تقسیم می شدن. این تقسیم بندی خشونت و آدم کشی را مجاز می کرد. انسان خدا را طبق گمان خیش وصف کرده بود. خدای جاودانه بیشکل و صورت یعنی اون ذات فنانا پذیر به بوتی ذهنی که میتونست خدای من یا خدای ما و نه خدای او یا خدای آنها باشه تنزل پیدا کرده بود. این خدا در دست بندی های سیاسی و فرقهی شرکت میکرد و جانب یک گروه یعنی گروهی که خودش را حق میدونست رو میگرفت. با وجود همه اینها و علا همه دیوانگی هایی که به نام دین صورت گرفته حقیقت هنوز در دل آدم ها میدرخشه. حقیقت حتی زیر لایه های زخیم تحریف ها و سوء تعبیر ها نمیمیره. بدیهیه که اگر بارقه های حقیقت، جایی در وجود تو رو روشن نکنه تو شروع به جستجوی اون نمی کنی. اگر کشش های حقیقت نباشه گوشش های تو هم سمری نخواهد داشت. تاریخ بشری خالی نبوده از کسانی که حقیقت رو لمس کردن. همون حقیقتی که حقیقت ادیان به اون اشاره داشته. عارفان و فرزانگان جهان برای توضیح و تبعین اون حقیقت فراتر از مفاهیم و کلمات از چارچوب واژگان و مفهومی دین خیش کمک گرفتن. به واسطه عارفان و فرزانگان همه ادیان عالم طریقت و مکتب موثر و کارساز برای شناخت نفس و بیداری معنوی ایجاد شده. اینان قبار را رو از روی چراغ حقیقت ادیان زدودن و بر فروغ این حقیقت افزودن. طریقت های عرفان مسیحی، و تصوف اسلامی و عرفان یهود شاهدان این مدعا هستند. وحدت وجود موجود در هندویزم و زن آین بودیزم همچنین هم. بسیاری از اینان به شدت نوآورانه بودند. عارفان و فرزانگان تونستند هجاب را رو از روی حقیقت ادیان کنار بزنند و ذات یگانه اونها را از قید و بند واجه ها و مفاهیم و باورها رها کنند. به همین دلیل عالمان قشری ادیان و علمای ظاهر همواره نسبت به عارفان زنین بودند و ضمن تکفیر اونها با اونها خسمانه رفتار میکردند. آموزه های عارفانه حول محور شناخت خیشتن و نفس و استحاله درون میچرخه. رهایی و بند گسلی راه و رسم عارفان و فرزانگان بوده. به واسطه آموزه های آرفانه آموزگاران معنوی بوده که ادیان قدرت تحول آفرین خیش را حفظ کردند. گرچه در بسیاری از موارد فقط عده اندکی از مردمان به این آموزه ها دسترسی داشتند. تعداد این افراد هرگز اون اندازه نبوده تا تأثیری جرف بر ناآگاهی جمعی اکثریت بذاره. البته ناگفته نمونه که بعضی از طریقت ها و مکتب های ارفانی خود چنان متحجر و متاسب شدن که تاثیر سازندشون کاملا از دست رفت. معنویت و دین نقش ادیان در ظهور آگاهی تازه کدامه؟ هستند کسانی که تفاوت معنای دین و معنویت رو میفهمند. اونا میدونند که داشتن یک سیستم اعتقادی یعنی مجموعی از افکار و ذهنیت ها که مطلقشان میپنداری صرف نظر از ماهیت این باورها تو رو انسانی معنوی نمیسازه در واقع هرچقدر بیشتر افکار یعنی باورهای خود رو هویت خیش تلقی میکنی از بود معنوی درون خیش دورتر میشی بسیاری از متدینان در همین سطح میمونند و گامی فراتر نمیذارند اونها حقیقت رو با افکار خود قاطی میکنن یعنی فکر میکنن حقیقت همون چیزیه که در ذهن اونهاست و چون خود رو با ذهن خود یکی گرفتن در نتیجه برای حفاظت از هویت جعلی خود حقیقت رو نزد خود میدانند و بس در حالی که این غرور یعنی فریب ذهن هرگز نزد پیامبران و عارفان و فرزانگان ادیان نبوده اونها به محدودیت های ذهن توجه داشتند و توجه دادند. اگه تو مانند متعصبان و متحجران ادیان نباشی و مثل اونها فکر نکنی و باورهای اونها رو نداشته باشی از دید اونها باطل به حساب خواهی اومد. در گذشته این نه دور اونها خود رو محق می دیدند که به همین دلیل تو رو بکشند و متاسفانه هنوز هم کسانی پیدا می شوند که چنین فکر کنند. با وجود این معنویت تازه و دگرگونی ژرف آگاهی خارج از چارچوب تعصب و تحجر موجود در حال گسترشه. چنین وضعیتی در گذشته قابل پیش بینی نبود. به ویژه در غرب یعنی جایی که آدمها بیشتر تحت تسلط ذهن خودن. جایی که کلیسای مسیحی دارای حق واقعی در امور معنوی بود. تو نمیتونستی یهو به پاخیزی و یک سخنرانی معنوی بکنی و یا کتاب معنوی چاپ کنی مگر اینکه مورد تایید کلیسا بودی و اگر نبودی اونها به سرعت تو رو ساکت میکردن اما اکنون شاهد تحولاتی شگفت حتی در کلیساها و کنیسه ها هستیم قراعت های تازه از ادیان ظهور کردند که مجال بیشتری برای بیداری افراد فراهم میکنند. در نتیجه تعالیم معنوی و جریانی از تعالیم حکمت آمیز شرقی و باستانی تعداد روبرشتی از پیروان ادیان اصلی قادر هستند از اون همسانی با شکل، مکتب و باورهای سخت رها شده و عمق پنهان سنت معنوی خود را همزمان با شناسایی عمق وجودشون کشف کنند. کم کم ایده بسیاری در میابند که اون چیزی که معنویت نامیده میشه هیچ ارتباطی با باورهای گذرا و بیریشه نداره. معنویت مستقیما به وضع آگاهی تو مربوط میشه. همین وضع آگاهی و سطح معنویت تو کشیوه عمل و زندگی تو رو تعیین میکنه. اونهایی که از دیدن حقایق ورای حجاب ظواهر و صورتها ناتوانند، دیوار باورهای دور ذهن خود رو قطورتر میکنند. آری، امروز هم شاهد بست و تعمیق آگاهی هستیم و هم شاهد فر بتر شدن نفسانیت هر دو به موازات هم پیش و پس می روند. بعضی از ادیان گشودگی را می آموزند و می آموزانند و بعضی دیگه منزوی تر می و به هویتی چنگ می زنند که چیزی جز ماهیت های خود بینانه نیست. بعضی از کلیساها و کنیسه ها و فرقه ها همون هویت نفسانی جمعیت. پیروان اینان چیزی شبیه پیروان ایدولوژی های سیاسی که بر روی همه تفسیرهای دیگه واقعیت جز تفسیر محدود خود بسته می مانند. اما نفس محکوم به زواله. همه ی حامیان متحجر نفسانیت هم از درون فرو می ریزند. اونهایی که سختترند زودتر می شکنند. نفس تاب تابش آگاهی را نداره. خورشید آگاهی دمیده شده و هیچ مانعی بلندتر از ارتفاع خورشید نیست. شگفتی های زیادی در راهه. ضرورت تحول آگاهی هنگام مواجهه با بحران یعنی وقتی که شیوه های کهنه و مرسوم زندگی رابطه با دیگران و رابطه با طبیعت دیگه پاسخگو نیست وقتی که بقا به خطر میافته، یک موجود زنده و یا یک نوع حیاتی یا میمیره و منقرض میشه و یا با جهشی تکاملی بر محدودیت های شرایط خود غلبه میکنه. گفته میشه گونه های حیاتی سیاره زمین از دریا بیرون اومدن. زمانی که خشکی خالی از موجودات زنده بود دریا مملو و از حیات بود. اون موقع زمانی بوده که یکی از موجودات دریایی به خاک خزیده. این موجود از خزیدن برخاک و تحمل جاذبه زمین معلول بوده و به همین دلیل دوباره به دریا برگشته جایی که جاذبه زمین کمتر و زندگی براش راحتتر بوده اما این موجود کنجکاو دوباره و چندباره به خشکی برگشته با خشکی اونس گرفته و رفته رفته به جای باله پا و به جای آبشو شش در آورده بعیده که یک نوع دست به این مهاجرت زده باشه مگر اینکه خطری افراد اون نوع رو در دریا تهدید کرده باشه. شاید بخش عظیمی از دریا به علتهای نامعلوم خشک شده و بسیاری از آبزیان رو وادار کرده که شیوه زندگی که به اون عادت داشتن رو تغییر بدن و به این ترتیب تکامل پیدا کنن. واکنش نسبت به بحران شدیدی که بقای ما رو به خطر انداخته چالش کنونی بشریته. عمل کرده مختل ذهن خودبین انسانی که از 2500 سال پیش توسط حکما و مربیان باستانی و آموزگاران معنوی تشخیص داده شده و امروزه توسط علم و تکنولوژی شدت یافته برای نخستین بار بقای بشریت را تهدید میکنه تا همین اواخر دگرگونی آگاهی بشر رویایی بود که فقط معدودی از آدمهای عارف و فرزانه اون رو در بیداری تعبیر میکردند پیش از این شکوفایی آگاهی بشری چنین گسترده نبود چون انقدر ضرورت پیدا نکرده بود. به زودی بیشتر آدم ها در میابند که بشریت اکنون با گزینه سختی مواجهه یعنی با انتخاب اینکه تکامل حاصل کن و یا بمیر. درصد نسبتا کوچکی اما به سرعت در حال رشدی از بشریت شکستن الگوهای ذهنی خودبینانه قدیمی و ظهور بود تازه از آگاهی را تجربه کردند. نسل کسانی که چشم باز می کنند و می رو به گسترشه. اینان کسانی هستند که جوانه های سبز بیداری رو بر شاخه های خشک شیوه های کهنه و ملال آور زندگیشون شاهدند. آگاهی ابعاد تازه‌ای پیدا میکنه. اون چیزی که اکنون شاهد ظهورش هستیم، نظام باورهایی تازه، ایدئولوژی معنوی تازه، دین تازه و یا استور شناسی تازه نیست. ما به انتهای عصر استوره ها و ایدئولوژی ها و باورها ها رسیده ایم. این دگرگونی از سطح محتوای فکر و ذهن تو گذشته و جرفای وجودت رو لمس کرده. در واقع در دل این آگاهی نو فرارفتن از فکر و کشف ابعادی تازه در درون خیش نهفته. ابعادی که بسی جرفتر و گسترده تر از فکرند. در این ساحت تو دیگه هویت خودت رو از ذهن و محتوای فکر خیش نمیگیری چه آزادی و خواهد بود آنگاه که دریابی صدایی که در سر منه من نیستم پس من کیستم تو کسی هستی که این صدا رو میشنوه میبینه تو همان آگاهی فراتر از محتوای ذهن و فکر خیش هستی همون فضایی که همه این فکرها و عواطف و احساسات در اون رخ میدن. نفس چیزی جزی نیست که یکی گرفتن خود با ظاهر یعنی یکی گرفتن خود با محتوای فکره. شر و شیطان و شرارت اینه که تو خود رو با ظاهر خود، با فکر خود و یا عواطف خود یکی بگیری. و فراموش کنی که تو وسیع تر از این صورت ها هستی. این امر به قطع ارتباط تو با کل می انجامه. قطع ارتباط تو با هر آنچه که دیگریه و قطع ارتباط تو با خدا. این گسستگی و فراموشی گناه کبیر است. رنج و اندوه افتادن به ورته بی انتهای توهمه. اگر وهم جدایی و بی ارتباطی با همه چیز و همه کس و وهم بی ارتباطی با خدا بر پندار و رفتار و گفتار من حاکم بشه اون وقت چه دنیایی به دست من ساخته خواهد شد؟ برای یافتن پاسخ این پرسش سری به کتاب تاریخ بزن و یا به اخبار روزنامه ها و رادیو و تلویزیون گوش بده. اگه ساختار ذهن انسانی تغییر نکنه کار ما همیشه با خلق دوباره همون جهان پیشین، همان شیاطین و همان عملکرد مختل به پایان میرسه. زمینی نو آسمان نو عنوان این کتاب رو از کتاب مقدس گرفتم. اونجا که هم در عهد جدید و هم در عهد عتیق پیشبینی میکنه که دنیای موجود از هم خواهد پاشید. زمینی نو و, زمین و آسمانی نو پدیدار خواهد شد. توجه به این نکته ضروریه که منظور از آسمان جا و محل نیست بلکه قلمرو درونی آگاهی مای. منظور از زمین هم تجلیات بیرونی وضعیت درون مای. آگاهی جمعی بشر و زندگی آدمها بر روی سیاره ما از درون به هم مرتبطه. آسمانی نو ظهور تحولی در آگاهی انسانه و زمین نو باستا به اون در قلم فیزیکیه به دلیل ارتباطی تنگاتنگ که میان زندگی بشری و آگاهی بشری از یک سو و زندگی سیاره زمین برقراره وقتی شیوه کهنه آگاهی زائل میشه ظاهر سیاره ما هم دستخوش دگرگونی های عظیمی خواهد شد وقتی باطن آدم ها دگرگون میشه چهره زمین هم دگرگون میشه فصل دوم اوضاع کنونی عالم افسون واژه ها واجه ها چه اونها رو به زبون بیاریم و به صداهایی تبدیل بشه و چه به صورت افکاری ناگفته باقی بمونن قدرتی افسونگر دارن تو به راحتی در اونها گم میشی وقتی برچسب واجه ای رو روی چیزی یا رویدادی می چسبونی گمان می کنی اون چیز و یا اون رویداد رو فهمیده ای حقیقت اینه که تو هیچ چیز درباره اونها نمی دونی و فقط گمان می کنی که اونها رو می شناسی تو فقط یک راز رو در حجاب یک برچسب پوشانده ای هر چیزی مثلا یک پرنده یک درخت حتی یک سنگ ساده و به یقین یک موجود انسانی به واقع غیر قابل شناسایی، به دلیل اینکه دارای عمقی دست نیافتنیه هر چیزی که ما میتونیم ببینیم تجربه کنیم و درباره اون بیاندیشیم لایه سطحی واقعیت چیزی کمتر از نوک یک کوه یخ که بخش اعظم اون در آب پنهانه زیر سطح ظاهری هر چیزی نه تنها به چیزی دیگه بلکه به منبع الهی که همه ی حیات از اون برخواسته مرتبطه حتی یک تیکه سنگ، یک گل یا یک پرنده میتونه راه بازگشت رو به سوی خدا یا همون منبع الهی و خودت بهت نشون بده موقعی که تو به اون نگاه میکنی یا اون رو در دستت نگه میداری و اجازه میدی بدون تحمیل یک کلمه یا برچسب ذهنی اون شی به حال خود باقی بمونه حسی از احترام و اعجاب درون تیجات میشه جوهر اون در خاموشی با تو ارتباط برقرار میکنه و جوهر خودت رو به سوی تو باز میتابانه این چیزیه که هنرمندان بزرگ حس کرده و به هنر خود منتقل میکنن وقتی ونسان ونگوگ نقاش هلندی به یک صندلی نگاه میکرد نمیگفت این صرفا یک صندلی قدیمیه اون نگاه میکرد و نگاه میکرد و نگاه میکرد اون هستی اون صندلی رو حس میکرد سپس مقابل بوم نقاشی میشست و قلمو رو بر می داشت و نقاشی میکرد ارزش مادی اون صندلی شاید بیشتر از چند دلار نبود اما نقاشی که ونکوک از اون صندلی بر بوم کشیده امروز بیشتر از 25 میلیون دلار میارزه آنگاه که جهان را با هجاب واجه ها و بچه از پا نمی پوشانی احساس می کنی همه چیز معجزه است این احساس زمانی گم شد که بشر به جای این که ارباب فکر خود باشه و از فکرش استفاده کنه مقهور فکر خود شد و فکر اون رو تلسم کرد و فکر ارباب اون شد وقتی هجاب واجه ها و برچه از پا کنار میره زندگی تو جرف ها و عمقی باور نکردنی پیدا میکنه همه چیز تازه میشه و دنیا هر لحظه از نو به دنیا میاد بزرگترین معجزه هم تجربه کردن خودته و عنوان چیزی برتر از واجه ها،, فکر ها و برچه از پای ذهنی آری، حقیقت ما مقدم بر فکر ها و باورهای ماست باید بیواسطه این فکرها و باورها و واجه ها و برچسب و فقط با چشمان حقیقت خیش ببینیم. چگونه؟ خود را از تصویری ذهنی که از خود ساخته ای و آن را خود میپنداری بگسل و خلاص کن. ما باید همواره درکی تازه از زندگی و اشیا داشته باشیم. نباید بین نگاه ما و اشیا چیزی فاصله بندازه. اگر از خلال برچسب و عادتهای ذهنیمون به چیزها نگاه کنیم دیگه اونها رو نمی بینیم. بلکه هر چقدر در وصل کردن برچسب های کلامی یا ذهنی به چیزها، مردم یا موقعیت ها باشی واقعیت تو سطحی و کم میشه. و نسبت به واقعیت یعنی اون معجزه زندگی که مدام از درون و اطراف بر تو آشکار میشه بی‌اعتنا تر میشی برای اینکه از این کار خلاص بشی برای اینکه بند بکسلی باید ادراکت رو از خود و هستی دگرگون کنی باید خود رو از همه اون چیزهایی که خود میپنداری رها کنی مفاهیمی ذهنی در سر تو هستن که به تو هویتی کاذب میبخشن باید خود رو از این مفاهیم جدا کنی تو با فکرها و احساساتت همزاد پنداری میکنی باید از این همزاد پنداری با فکرها و احساسات رها بشی. این کتاب درباره شیوه رهایی از این همزاد پنداری فلج کننده است. این کتاب به تو یاد میده چطور خود رو رها کنی از چنگ تصویرهای ثابت و راکد و محجوری که از خیش ساخته ای و اونها رو به غلط خود میپنداری. این کتاب به تو می آموزه که چیزها، آدمها، رویدادها و وضعیتهای گوناگون خود رو در پوشش برچسب های ذهنیت تماشا نکنی. هجاب واجه ها و برچسب ها فقط چیزها رو پنهان نمی بلکه پوششی میشن بر روی دل تو و دل تو رو هم می میرانند. هرچی سرعت تو در برچسب زدن روی واقعیت ها بیشتر میشه تو سطحی تر و مرده تر میشی و حساسیت و گیرندگی خود رو نسبت به زندگی زنده و جاری پیرامون خود از دست میدی. البته با این کار ممکنه زیرکتر و زرنگتر جلوه کنی اما بی تردید بصیرت خود رو گم می کنی و همینطور عشق و شادمانی و خلاقیت رو عشق، خنده، زندگی و خلاقیت در فاصله بین ادراک واقعیت و تفسیر واقعیت زندانی میشن بدیهیه که ما باید از واجه ها و فکرها استفاده کنیم اینا زیبایی ویژه خود رو دارند، اما آیا لازم خود رو اسیر واجه ها و افکار کنیم؟ واجه ها واقعیت رو به چیزی که ذهن انسانی بتونه درک کنه تنزل میدن زبان از چند حرف صدادار مثل آ، ا، او، ای، او و چند حرف بی صدا مثل سین، ف، قاف، خ، نون و غیره ساخته شده. آیا آمیزه ای از این حروف میتونه حقیقت تو رو جهان و خدا رو تبیین کنن؟ بی تردید آمیزه ای از این حرف ها حتی نمیتونه جرفای واقعیت یک درخت و یا یک سنگ رو بیان کنه. خود توهمی واژه من بسته به اینکه چطوری به کار گرفته بشه میتونه در بردارنده بزرگترین اشتباه و یا ژرفترین حقیقت باشه به طور معمول این واژه به همراه واجه های مربوط به اون نه تنها بیشتر از هر کلمه ای در زبان به کار گرفته میشه بلکه بیشتر از هر واجه ای موجب بدفهمی شده در کاربرد عادی و روزانه واژه من باعث شده تا تو حقیقت خیش رو به درستی نفهمی از خود هویتی توهمی بسازی هویتی که ذهنیه و وجود واقعی نداره این ذهنیت که تو اون رو من مینامی همون نفسه همون ایگو آلبرت انیشتین که عالم فضا و زمان بود و همینطور درباره حقیقت آدمی بصیرتی ژرف داشت میگه این من خطای دید آگاهی ماه این من کاذب مبنای تفسیری نادرست از واقعیت روند فکرها تعاملها و رابطه ها میشه به این ترتیب حقیقت تو انعکاس خطای دید آگاهی تو میشه خبر خوش اینه که اگه بتونی توهم رو به مسابه توهمی که هست ببینی توهم تو برطرف میشه اگه توهم رو بفهمی دیگه توهمی در کار نخواهد بود اگه توهم رو به جای واقعیت بگیری توهم رو در خیش تثبیت کرده ای. اگه بفهمی که چه چیزی و یا چه چیزهایی نیستی حقیقت وجود خیش رو مشاهده خواهی کرد. این همون نکته اساسیه که با گوش دادن به این بخش از کتاب و مرور بخش های آینده آن را خواهی دانست. در این بخش ها از کتاب درباره خیشتن کاذب و توهمی خیش یعنی ایگو یا نفس سخن خواهیم گفت بیایید ببینیم این توهم از چه سرشته شده اون چیزی که معمولا من مینامیش خود حقیقی تو نیست یعنی تو نیستی آنچه که آن را خود فرض کرده ای. تو همون حقیقتی هستی که بیکرانه اما خود رو در کرانه های تنگ زندانی کرده ای و در نتیجه خود رو همین کرانه ها پنداشته ای. تو خود رو تنزل داده ای. آنچه واژه من در ذهن تو ترسیم میکنه یا هر اون چیزی که من با اون هویت کسب میکنه حقیقتا تو نیستی بلکه صورتی ذهنیه که تو از خود در ذهن خیش ترسیم کرده ای واجه ها و عبارت هایی مثل من، مال من، خود یا خودم به چه چیزی اشاره دارن؟ کودک بعد از اینکه میآموزه که نام او مساوی با اصواتیه که توسط تارهای صوتی والدینش ساخته میشن، خود را همون نام تلقی میکنه. و این موضوع تبدیل میشه به یک فکر یا ای در ذهن او به همین دلیله که بعضی از بچه ها هنگام اشاره به خود از واژه سوم شخص استفاده میکنن. مثلا میگن سارا گرسنه است اونا به تدریج با واژه جادویی من آشنا میشن و این واژه رو با نام خود مثلا سارا یکی می انگارن. اون وقت فکرهای دیگه میان و با فکر و واژه من در هم می آمیزند. سپس فکرهایی درباره من و مال من به ذهن راه پیدا می کنن. این فکرها پاره های وجود من میشن. به این ترتیب اشیایی که متعلق به من هستند به نحوی هویت منو شکل میدن. هویت گرفتن از اشیا این چنینه که صورت میگیره. زمانی که اسباب بازی من آسیب میبینه در من رنج شدید ایجاد میشه این رنج حاصل ارزش واقعی اسباب بازی نیست چون علاقه کودک به اون اسباب بازی خواهی نخواهی به زودی از بین میره یا یعنی اینکه اون اسباب بازی رو با اسباب بازی دیگه ی عوض خواهد کرد بلکه به دلیل فکر مال منه که در سر اونه این رنج ایجاد میشه همین فکره که اون رو به رنج میندازه در اینجا اسباب بازی پاره ای از هویت کودک و احساس او از خود شده. به این ترتیب به مرور که کودک بزرگ میشه ذهنیت من او همچون آهن را با فکرهای دیگر رو به جانب خود میکشونه و به دور خود میتنه. یعنی او با داشته ها، جنسیت، بدن، ملیت، نژاد و باورهاش هویت خود رو شکل میده. چیزهای دیگه هم وجود دارن که هویت من رو شکل میدن پدر بودن، مادر بودن، همسر بودن، دانسته ها، علاقه ها، بی علاقه ها، خاطره ها، آرزوها و رؤیاها ها همه اینها من و قصه من رو می اینها فقط پاره ای از اون چیزهایی که با توسط به اونها هویت خویش رو می سازیم. اینها همه از جنس تصورات ذهنیت. همون فکرهایی که در سر ماست ما همه این فکرها حول محور مفهوم من جمع میشن بنابراین من چیزی جز یک مشت فکر نیست فکری که در سر توه بیشتر وقتا اون چیزی که من مینامیش و درباره اون حرف میزنی حقیقتا تو نیستی بلکه نفس توه همون ایگو تو بعد از بیداری هم باز در حرفهای خیش واژه من رو به کار خواهی برد اما این بار این من به حقیقتی در جرفای تو اشاره خواهد کرد. به همون سرچشمه که سرچشمه همه چیز و همه کسه. بیشتر آدم ها هویت خیش رو با تصویرها و تصورهایی می سازند که در سر خیش حول محور من خیش گرد آوردن. این تصویرها و تصورها و فکرها همه کهنه و تکراری و بیمعنا هستند. من، به فکرها و احساسات ما تکیه داره این فکرها و مفاهیم همه هجاب دیدن حقیقت ما میشه این فکرها همون صداهایی که همیشه در سر ماه وقتی به کسی میگم که صداهایی در سر اونه با شگفتی میپرسه کدوم صداها؟ اونها وجود چنین صداهایی رو انکار میکنن و نمیدونن که با هیاهو و جنجال همین صداهاست که چنین صداهایی رو انکار میکنن ما اغلب در تسخیر همین صداهای در سر خیش هستیم. اونهایی که خیشتن حقیقی خیش رو از فکرها و احساسات خیش تمیز میدن، هویتشون رو از اسارت ذهنشون میرهانند. هویت اینان از لحظه این تجربه به بعد همون حقیقتشونه حقیقتی که به مسابه آگاهی بیکرانه در پس زمینه ذهنشونه بعضی ها این تجربه را همچون لحظه ای از یک شادی ژرف و یا پرتو نوری ملایم احساس می کنند بدون اینکه بدونن چه حادثه مهمی در ژرف وجودشون رخ داده صدایی در سر اولین نگاه اجمالی به آگاهی موقعی سراغم اومد که من دانشجوی سال اول دانشگاه لندن بودم من دو بار در هفته سوار قطار زیرزمینی می شدم تا به کتابخانه دانشگاه برم. معمولا حوالی ساعت نه صبح تا پایان ساعت شلوغی. یک بار زنی سی و چند ساله مقابل من در قطار نشسته بود. من اونو چند بار در گذشته در همون قطار دیده بودم. نمی شد به اون توجه نکرد. گرچه قطار پر از جمعیت بود اما صندلی ها در دو طرفه او خالی بود. بدون شک به این دلیل که او کاملا دیوانه به نظر می رسید. به شدت عصبی بود و بیوقفه با صدایی بلند و خشمین با خودش حرف می زد. اون انقدر جذب افکار خیش بود که به نظر می رسید از مردم و محیط اطرافش کاملا قافله. سرش رو به جلو خم کرده و تا حدودی سرش به سمت چپ کج بود. مثل اینکه با کسی که روی صندلی خالی کنارش نشسته بود حرف می زد. گرچه من محتوای گفتارش رو به خاطر نمیارم پرحرفی اون چیزی شبیه این بود و بعد اون دختره به من گفت بنابراین من به اون گفتم که تو یک دروغگویی چطور جرأت میکنی منو متهم کنی تو کسی بودی که همیشه از من امتیاز گرفتی من به تو اعتماد کردم و تو از اعتماد من سوء استفاده کردی ای خیانتکار لحن عصبی در صداش وجود داشت گویا درباره او برداشت اشتباه شده بود مثل اینکه نیاز داشت از خودش دفاع کنه مبادا نابود بشه همین که قطار به ایستگاه توتنهام کورت رود رسید زن دیوانه از جا برخاست و در حالی که هنوز کلمات بر زبانش جاری بود به طرف در رفت اونجا توقفگاه منم بود بنابراین من پشت سر اون از قطار زیرزمینی خارج شدم موقعی که به سطح خیابون رسیدیم اون قدم زنان ره میدان بدفورد شد هنوز درگیر گفت و شنود خیالی خود بود هنوز با خشم دیگری رو متهم می کرد و موقعیت خودش رو توضیح می داد کنجکاوی من برانگیخته شد او در همون مسیر کلی که من هم باید پیش می گرفتم قدم بر می دار. تصمیم گرفتم اونو تعقیب کنم گرچه به شدت سرگرم گفتگوی خیالیش بود اما به نظر می رسید می دونه به کجا میره. به زودی ساختمان بلند و عظیم شورای عالی دانشگاه از دور نمایان شد یک آسمان خراش مربوط به دهه 1930 ساختمان مرکزی و اداری دانشگاه و کتابخونه. من جا خورده بودم آیا ممکن بود من و اون هر دو داشتیم به یه مکان می رفتیم؟ بله او ره سپار همونجا همون جا بود آیا این خانم آشفته حال یک استاد یک دانشجو یک کارمند دفتری یا یک کتاب بود شاید اون موضوع تحقیقات یک دکتر روانشناس بود من هرگز پاسخ را ندونستم من به فاصله 20 قدم پشت سر او راه میرم زمانی که وارد ساختمان شدم که به طور کنایه آمیزی مقر پلیس ذهن در فیلم 1984 ساخته شده بر اساس رمان جورج اورول بود اون خانم داخل یکی از آسانسورها شده و از نظر ناپدید شده بود من از اون چیزی که مشاهده کرده بودم جا خورده بودم من به عنوان یک دانشجوی پخته ی سال اول در 25 سالگی خود رو آدمی روشن فکر می دونستم و متقاعد شده بودم که پاسخها به همه ی مشکلات وجود انسانی رو می توان از طریق خرد که همون اندیشیدن می باشه پیدا کرد. با وجود این من تشخیص نداده بودم که فکر کردن بدون آگاهی مشکل اصلی وجود انسانیه. من به استادای دانشگاه به صورت فرزانگانی می که همه پاسخها را در اختیار داشتند و دانشگاه را معبد دانش می دونستم. چطور ممکن بود شخصی دیوانه مثل این خانم بخشی از این مجموعه باشه؟ پیش از رفتم به کتابخانه به دستشوی آقایان رفتم. هنوز فکرم مشغول بود. در حالی که دستامو می شستم، اندیشیدم. امیدوارم که روزی عاقبتم مثل این زن نشه. مردی که در کنار من بود نگاهی به طرف من کرد و من ناگهان شوکه شدم چون پی بردم که نه تنها به اون کلمات اندیشیدم بلکه اونها رو بلند ادا کردم فکر کردم او خدایا منم مثل اون شدم آیا ذهن من هم مثل ذهن او به شدت فعال نبود؟ تفاوت اندکی میان ما وجود داشت به نظر می رسید احساس قالب و زیربنایی در پس تفکر اون زن خشم باشه در مورد من این مسئله بیشتر استراب بود او بلند فکر می کرد من بیشتر در سرم فکر می کردم اگه اون دیوانه بود پس همه دیوانه بودن از جمله من تفاوتها تنها به درجاته برای لحظه ای من قادر بودم از ذهن خود عقب نشینی کنم و اون را از دور تماشا کنم تغییری مختصر از اندیشیدن به سوی آگاهی من هنوز در دستشوی آقایان بودم اما اکنون تنها بودم به چهرم در آینه نگاه می کردم در اون لحظه انفکاک از ذهنم بلند خندیدم به نظر دیوانه می رسیدم اما این خنده نشانه سلامت عقل بود خنده بودای شکم گنده زندگی اونطور که ذهنم جلوه میده خیلی جدی نیست خندم این رو میگفت اما این تنها نگاهی اجمالی بود انقدر سری که فراموش شد من سه سال آینده رو در اضطراب و افسردگی سپری کردم. کاملا با ذهنم یکی بودم. پیش از اینکه آگاهی برگرده در آستانه خودکشی بودم. سپس چیزی بیش از یک نگاه اجمالی برام رخ داد. من از تفکر وسواسگونه و من دروغین و ساخته ذهن رها شدم. اتفاق بالا نه تنها آگاهی مختصری به من عطا کرد بلکه بذر اولین شک رو نسبت به اعتبار مطلق شعور بشری در دلم کاشت. چند ماه بعد فاجعه ای رخ داد که شک منو بیشتر کرد. در یک صبح روز دوشنبه ما قصد شرکت در سخنرانی یک استاد رو داشتیم که من ذهنش رو بسیار می ستودم. که به ما گفته شد متاسفانه او در تعطیلی آخر هفته با اسلحه ای که به سوی خود نشانه گرفته بود خودکشی کرده. من حیرت کرده بودم اون یک استاد فوقالعاده محترم بود و به نظر می رسید همه پاسخها رو داشته باشه. با وجود این من نمی تونستم عاملی رو برای پرورش اون فکر وحشتناک پیدا کنم. من اون وقت پی نبرده بودم که تفکر تنها بخش کوچکی از آگاهی ما رو تشکیل میده. هنوز چیزی درباره خود یا نفس یا ایگو نمیدونستم. چه برسه به اینکه بخوام اون رو در درون خود شناسایی کنم. هنوز نمیدونستم چگونه در تسخیر نفس خیش یا ذهنیت خیش هستم ساختار و محتوای نفس یا ایگو اون چیزی که ما آگاهیش میخوانیم چیزی نیست مگر دانسته هایی شرطی شده که از گذشته در ذهن ما تلمبار شده من این دانسته های شرطی شده رو ذهن نفسانی مینامم شرطی شدن ذهن از دو حیث قابل بررسیه محتوای ذهن و ساختار ذهن اگه کودکی برای عروسک شکستش گریه میکنه عروسک شکسته اون محتوای ذهنشه محتوا میتونه عوض بشه امروز عروسکیه و فردا و اتومبیلی که روی اون خط انداختن اسباب بازی ها عوض میشن منظور اینه که ذهن همواره به چیزی تعلق داره متعلقات ذهن مدام عوض میشن همین متعلقات ذهنی که هویت ما رو شکل میدن متعلقات ذهنی ما تحت تاثیر محیط زندگی و تعلیم و تربیت و فرهنگ ما هستند. وقتی رشته تعلق خاطر من گسسته میشه من دچار رنج میشم. بهتره بگم این من دچار رنج میشه. وقتی با واژه سوم شخص به این من اشاره میکنم منظور خود رو بهتر میرسونم. آری، همه رنج من در عبارت مال من نهفته است این من همون ساختار ذهن یا نفس یا ایگوه بنابراین ما دو چیز داریم یکی اون چیزی که متعلق به من هست و دیگری همین من هست به این ترتیب ذهن هویت میسازه. این هویت ذهنی همون نفس یا ایگوه هنگامی که من هویت خود را از چیزی یا مفهومی می گیرم در واقع خود را با اون چیز و یا اون مفهوم همزاد پنداشتم بنابراین هویت چیزی جز همزاد پنداری با چیزی یا مفهومی نیست در واقع من اون چیز یا اون مفهوم رو خود میپندارم. پندارم هویتی یگانه گرفتن خود با اشیاء همین اسباب بازی که من با اون همزاد پنداری میکنم، فردا به خانه من اتومبیل من، لباس های من، شغل من و یا چیزی دیگه تبدیل میشه. من سعی می کنم خودم رو در اشیا پیدا بکنم. اما هرگز به طور کامل موفق نمیشم. بنابراین سعی می کنم خیشتن حقیقی خیش رو در اشیا گم کنم. نفس یا ایگو همینه. هم پنداری با اشیا. اونهایی که به کار تبلیغات در رسانه ها مشغولن خوب میدونن که برای پرفروش کردن کالاهایی که مردم به اونها هیچ نیازی ندارند، باید مردم رو متقاعد کنن که مصرف اون کالاها به اونها چیزی اضافه میکنه و یا بر جاذبه اونها نزد دیگران می افزاید. مثلا به مردم میقبولونن که با استفاده از این کالاها شما از دیگران متفاوت و متمایز میشید و به تعبیری خودتر میشید یعنی بیشتر خودتون میشین و خود بیشتر و افزونتری میشید اونها گاهی چنین تبلیغ میکنند که با استفاده از این کالا شبیه فلان هنرپیشه معروف میشید و یا جذاب و تر میشید اونها برای رسیدن به فروش بیشتر گاهی از تصاویر دوره جوانی هنرپیشه‌های استفاده می‌کنند که حالا دیگه دوره پیری و شکستگی خود را می‌گذرانند یعنی اگر این کالاها را مصرف کنید به جوانی این اشخاص تبدیل خواهید شد گاهی چیزی رو خریداری می کنی که هرگز به اون نیازی نداری تو اون رو می‌خری تا هویت خود رو فربهتر کنی مارک کالاها همون هویت جمعیه که تو به دنبالش میگردی اگه اونها گرونن پس تو آدمی پربها هستی اگه همه مردم توان خرید اون کالا رو داشته باشن اون کالا ارزش روانی خود رو از دست میده و فقط ارزش مادی پیدا میکنه که البته بسیار کمتر از اون بهایی که تو بابتش پرداخته ای چیزهایی که هویت ها رو میسازن بسته به شرایط گوناگون گوناگون میشن در زمین این چیزها بسته به سن و سال، معیشت، جنسیت، فرهنگ و باورها و غیره متفاوت میشن. هر آنچه به تو هویت میبخشه محتوای نفسه و اون چیزی که به این هویت نیازمنده همون ساختار نفسه. نفس ما این گونه شکل میگیره و این گونه عمل میکنه. آنچه سنت تبلیغات و رونق میبخشه این حقیقته که ما هرگز سیر نمیشیم و به هر چیزی میرسیم ارضا نمیشیم و باز بیشتر و بیشتر میخوایم. نفس هرگز از تملک اشیا سیر نمیشه و مدام میخواد و بیشتر میخواد. نفس هرگز به رضایت پایدار دست پیدا نمیکنه. در واقع نفس و فوزون خواهی اونه که پولهای کلان را به سوی جیبهای صاحبان کالاها و دستن در تبلیغات و حیاهو روانه میکنه. بدیهیه ما به اشیا نیازمندیم ما به مسکن، پوشاک، لوازم، منزل، اتومبیل و غیره نیازمندیم و بدیهیه که ما به آثار هنری که حس زیبا شناسانه ما رو ارضا می کنند هم نیازمندیم دنیا بد نیست بلکه بسیار زیبا و ستوده نیست الزامیه که ما دنیای اشیا رو محترم بشماریم نه اینکه از اون نفرت داشته باشیم هر چیزی دارای وجوده شکلی موقتیه که منشأ اون در حیات بیشکله که منبع همه اشیا همه بدنها و همه اشکاله در بیشتر فرهنگ های باستانی مردم اعتقاد داشتند که هر چیزی حتی اشیاء به بی جان دارای روحی درونی هستند. از این جهت مردمان باستان بیشتر از اون چیزی که ما امروز هستیم به حقیقت نزدیک بودن. موقعی که تو در جهانی زندگی می کنی که از فرط بی توجهی ذهنی کرخت شده دیگه سرزندگی عالم رو حس نمی کنی. بیشتر مردم نه در واقعیت زنده بلکه در واقعیتی انتظایی به سر می اما ما نمی تونیم واقعا قدر اشیا رو بدونیم اگه از اونها با عنوان وسیلهی برای تقویت نفس یا ایگو استفاده کنیم. نفس یا ایگو دقیقا همین کار رو می همزاد پنداری با اشیا و کسب هویت از اونها موجب وابستگی ما به اشیا میشه وابستگی به اشیا موجب رواج مصرف زدگی میشه الگوی مصرف بی و هار الگوی جوامع امروزیه که در تنگنای نفس گرفتارن این الگو فقط یک چیز رو میفهمه مصرف بیشتر افسون طلبی بیماری عصر ماست همونطور که سلول های سرطانی به دنبال تکثیرن و نمیدونن تکثیرشون موجب انهدام حیات موجود زنده میشه افسون طلبی هم چنین نقشی رو ایفا میکنه سلول های سرطانی با از بین بردن حیات موجودی که به اونها جا داده موجب نابودی خود هم میشن بسیاری از اقتصاددانان چنان به مفهوم پیشرفت وابسته شدند که حتی بحران اقتصادی و رکود اقتصادی را هم پیشرفت منفی می میل به تملک و داشتن اشیاء بیشتر زندگی بسیاری رو نابود کرده. آنگاه که حقیقت خیش رو گم می کنی، اون رو در اشیا جستجو می کنی. رشته وابستگی خود به اشیا رو بگسل. برای بند گسلی باید شاهد خیشتن حقیقی خیش باشی. باید خود رو از مفهوم مال من رها کنی. ذهن دوست داره همه چیز رو در تملک خود ببینه. ذهن ارزش خود رو بر اساس داشته هاش در دنیای به شدت نفسانی ما آن که بیشتر داره لزوماً آدمی بهتر هم هست. آیا تو هم با داشتن بعضی چیزها احساس مهمتر و بهتر بودن می کنی؟ اگه چنینه پس تو هم در بند اشیا هستی. آیا با نداشتن بعضی چیزها احساس میکنی از کسانی که آن چیزها رو دارند فروتر هستی اگر چنینه پس تو هم از اشیا هویت میگیری آیا گاهی پوز داشته ها تو میدی و به این ترتیب خود رو از مخاطبان خیش برتر و بهتر احساس میکنی آیا اگه کسی رو ببینی که بیشتر از تو داره ناراحت میشی آیا اگه چیزی رو از دست بدی احساس میکنی از ارزش تو کاسته شده اگر چنینه پس تو از اشیا و داشته ها هویت کسب کرده ای و خود رو با این چیزها همزاد پنداشته ای انگشتر گم شده روزگاری آموزگار و مشاوره معنوی بودم و به عنوان یک مشاور و مربی معنوی با مردم دیدار می کردم. در اون روزها هفته دو بار به دیدار خانمی می رفتم که سرطانی پیش رفته داشت. او معلم مدرسه بود و چهل و چار پنج سالی داشت. پزشکان گفته بودند که از عمرش چند ماه بیشتر باقی نمونده در این دیدارها باهاش گفتگو میکردم اما بیشتر سکوت می کردیم و اون در سکوت آرامش درونی خود رو تجربه میکرد اون تا اون زمان هرگز سکوت و سکون درون رو تجربه نکرده بود چون هیاهوی زندگی بهش چنین فرصتی رو نداده بود یکی از روزها وقتی پیشش رسیدم اون رو به شدت عصبانی دیدم پرسیدم موضوع چیه جواب داد انگشترم گم شده و تردیدی ندارم که اونو زنی برداشته که هر هفته برای نظافت خونه به اینجا میاد این معلم از این ناراحت بود که آدم باید تا چه حد فاسد باشه که از کسی که براش کار میکنه و بیماره دزدی کنه اون میخواست که به پلیس شکایت کنه و از من پرسید که بهتر اون زن رو معاخذه کنه یا بهتره که فوری پلیس رو خبر کنه من بهش جواب دادم که من بهت نمیگم چه کار بکنی یا چه کار نکنی اما ازت یک نکته رو میپرسم در این مرحله از زندگی تو یه انگشتر چه ارزشی میتونه داشته باشه اون جواب داد این انگشتر یادگار مادر بود من همیشه اونو در انگشتم داشتم تا وقتی که بیمار شدم و انگشتام ورم کردن و ناچار شدم اونو از انگشتم بیرون بیارم و در کشوی کمدم بذارم برای من اون انگشتر بیشتر از ارزش مادیش ارزش داره. سرعت پاسخگویی و خشم و حالت تدافعی که در صداش وجود داشت نشون میداد که اون هنوز به طور کامل حضور ذهن نداره تا بتونه به درون خیش نگاهی بندازه و خود رو از چنگ این وضعیت ناخوشایند رها کنه. خشم و عصبانیتش نشون میداد که اون در تسخیر نفسانیت یا ایگوی خودشه. بهش گفتم میخوام ازت چند سوال بپرسم اما به جای اینکه الان بهشون پاسخ بدی ببین آیا میتونی این پاسخ ها رو در درون خود پیدا کنی من بعد از طرح هر کدوم از این پرسش ها سکوت میکنم اگه پاسخ پرسش منو در درون خیش پیدا کردی لازم نیست اون پاسخ رو به زبون بیاری برای من مهم اینه که تو پاسخ پرسش ها رو پیدا کنی اون اظهار آمادگی کرد پرسیدم آیا میدونی حتی اگه الان اون انگشتر رو در دست داشتی به زودی اونو باید میذاشتی و میرفتی؟ از فرصت زندگی تو چیزی باقی نمونده؟ چه مدت زمان لازم داری تا رشته یه وابستگی به انگشتریت رو قطع کنی؟ یا اگه انگشتریت رو رها کنی و دیگه به اون فکر نکنی از ارزش ذاتی تو کم میشه؟ بعد از آخرین پرسش دقایقی سکوت کرد و وقتی سخن گفت لبخندی بر لب داشت. گفت پرسش آخر شما نکته ای رو به من نشون داد وقتی این پرسش مطرح شد من به ذهنم رجوع کردم ذهنم می گفت که البته از ارزش ذاتی من کم میشه بعد سعی کردم به جای پاسخ گرفتن از ذهنم پاسخ رو احساس کنم ناگهان هستی خود رو احساس کردم بودنم رو تا به حال هستی و حضور خود رو چنین احساس نکرده بودم بی تردید این هستی شکوهمند و این حضور با گم شدن یک انگشتر هرگز گم نمیشه. من هنوز این هستی حضور رو احساس می کنم. حضوری آرام و رام، مطبوع و دلپذیر. من گفتم احساس حضور تو همون شور زندگیه، لذت وجوده. تو تنها موقعی میتونی اون رو حس کنی که از سرت خارج بشی. وجود باید حس بشه نمیتونه بهش فکر بشه نفس یا ایگو چیزی درباره اون نمیدونه چون فکر چیزیه که نفس یا ایگو قائم به اونه انگشتر واقعا در سر تو به صورت یک فکر بود که تو اون رو با حس من بودن اشتباه میگرفتی تو فکر میکرده که من بودن یا بخشی از اون در انگشتره اما اون چیزی که فکر میکردی در واقع فقط در سر تو بود پندار بود تو در بند پندار خود بودی ایگو یا نفس نمیتونه هست بودن یا واقعیت هستی و زندگی رو درک کنه بنابراین چیزی رو به جای این خلای معنوی و درک میشونه تا خود رو ارضا کنه بدیهیه که ما برای بعضی چیزها ارزش قائلیم اما وابستگی به چیزهاست که ذهنیت وابسته یا ایگو رو شکل میده وابستگی به اشیا به معنای من یا به من یا مال من هست اگر از بند این ذهنیت رها بشی دیگه هرگز در بند چیزی نیستی و در همه موقعیت های سهل یا دشوار زندگی شادمان و دلاسوده هستی اگر به چنین حال و حالتی رسیدی و تونستی فقدانی رو به طور کامل بپذیری بدون که پرده پندار رو دریده ای و خیشتن حقیقی خیش رو پدیدار ساخته ای. اون خانم گفت حالاست که سخن مسیح رو درک می کنم که می گفت اگه کسی ردایت را گرفت قبایت را هم به او ببخش گفتم همینطوره البته به این معنی نیستش که مثلا در خونت رو نباید قفل کنی و یا نسبت به دارایی های خود لاابالی باشی تنها به این معنیه که رها کردن و دلگسستن از چیزها عدم وابستگی به اشیا عملی بسیار قدرتمندتر از دفاع کردن و یا وصل موندن به اون در چند هفته آخر زندگی اون خانم که بدنش ضعیفتر می شد بیشتر و بیشتر بشاش و خوش اخلاق شده بود انگار نوری از وجود اون به بیرون میتابیم او بسیاری از دارایی های خود رو به نیازمندان بخشید و بخشی از اون رو هم به زنی داد که متهم به سرقت انگشترش بود و فکر میکرد انگشترش رو دزدیده با هر چیزی که میبخشید لذتش عمیقتر میشد وقتی که مادرش به من تلفن کرد که خبر فوت اون خانم رو بده همچنین متذکر شد که بعد از مرگ اون خانم اونها انگشتر رو در قفسه داروی حمام پیدا کردند آیا زن مستخدم انگشتر را برگردونده بود یا اینکه یعنی انگشتر از اول همونجا بود کسی چیزی رو نخواهد دانست ما تنها یک چیز رو میدونیم. زندگی هر تجربه‌ای رو که برای تکامل آگاهیت مفید باشه در اختیارت قرار خواهد داد تو چطوری میفهمی این تجربه‌ای که الان بهش نیاز داری به این ترتیب که این تجربه‌ای که تو در این لحظه اون رو داری قرو نسبت به دارایی ها و همچنین احساس قبطه نسبت به دارایی های دیگران نه خوبه و نه بد بلکه فقط نفس و ایگو در که این نکته بسیار مهمه که نفس غلط نیست بلکه جاهله نادانه همین اگه نفس و نفسانیت خود رو مشاهده کنی از اون فراتر میری نفس رو جدی نگیر چون وقتی نفس رو جدی میگیری این توهم رو واقعی پنداشته ای. وقتی که نفسانیت و ایگو رو در حالات و رفتار خود مشاهده می کنی فقط بهش بخند. از ایگو فراتر برو و بر همه جدی بودنهای احمقانه اون قهقهه بزن. شگفت زده خواهی شد اون وقتی که مشاهده می کنی بیشتر آدمها ها اسیر یک توهمند. فکر نکن که به این توهم مثل ابتلا به یک بیماری مبتلا هستی و حالا باید از اون شفا پیدا کنی این توهم یا ایگو ابتلای شخصی تو نیست اونو به یک مسئله شخصی تبدیل نکن چون هنگامی که ایگو به یک مسئله شخصی تبدیل میشه فر به میشه مالکیت توهمی بیش نیست مالک چیزی بودن به چه معنیه؟ اگه به یک ساختمان بزرگ در قلب نیویورک اشاره کنی و بگی این ساختمان مال منه، از سه حال خارج نیست. یا آدمی بسیار ثروتمند هستی، یا دچار توهم هستی و یا دروغ میگی. در هر حال، فکری در سر تو شکل گرفته که تو رو با من، مال من و اون ساختمان یکی میانگاره این سه مفهوم در ذهن تو یک معنی دارن. مفهوم مالکیت به همین ترتیب شکل میگیره. اگه مردم حرف تو رو درباره مالکیت اون ساختمان قبول داشته باشن اون وقت یک تکه کاغذ به نام سند مالکیت رو امضا میکنن و تو مالک اون ساختمان محسوب میشی اگه اونها ادعای تو رو قبول نداشته باشن تو رو پیش یه روانپزشک میفرستن تا توهم تو رو مداوا کنه این قصه که تو مالک اون ساختمان بزرگ هستی یا نه هیچ ربطی به اون چیزی که تو حقیقتا هستی نداره حتی اگه مردم ادعای تو رو قبول کنند هم هیچ ربطی به اون چیزی که تو حقیقتا هستی نداره یعنی رد و قبول اونها نه چیزی از حقیقت تو کم میکنه و نه چیزی به حقیقت تو اضافه میکنه بنابراین قصه مالکیت تو نسبت به اون ساختمون هیچ نقشی در واقعیت تو ایفا نمیکنه بیشتر آدم ها فقط در لحظه مرگ پی میبرند که اشیاء پیرامون اونها و داشته هاشون هیچ ربطی به خیشتن خیش اونها ندارن در بستر مرگ که اشیا و دارایی ها معنی خود را از دست میدن چون از دست اونها کاری بر نمیاد و اونها نمیتونن تو رو نگه دارن تا نمیری تو میمیری و اون اشیا میمونن در لحظه مرگ واژه مالکیت از معنا توهی میشه در لحظه مرگ متوجه میشی که یک عمر به دنبال خود در اشیا گشته ای در حالی که همیشه خودت بوده ای. تو همیشه خودتی اما کسب هویت از اشیا و همزاد پنداری با اونها مانع مشاهده خود بوده مسیح میگه خوشا به حال اونهایی که روحشون فقیره بهش جایگاه اونهاست منظور از روح فقیر روحیه که آلوده به توهم مالکیت نیست روح فقیر روحیه که خود رو در اشیا و داشتهها گم نکرده و خود رو در اشیا و داشته ها جستجو نمیکنه. بلکه روح آزاد و رهاست بهشت هم اون موجودیت ساده اما پرلذت وقتیه که تو از همانند سازی ها و هم ها دست برمیداری و روحت رو خالی می کنی. به همین دلیل که دست چستن از همه تعلقات یک تمرین روحی معنوی هم در شرق و هم در غرب بوده. دست چستن از تعلقات به هر حال تو رو از نفس یاد ایگو نمی رهانه. نفس سعی خواهد کرد که با یافتن چیز دیگهی که با اون یکی بشه بقای خود رو تضمین کنه. مثلا تصویر ذهنی از خودت بهت میده به عنوان کسی که از تعلقات مادی گسسته و بنابراین فردی برتر و معنوی تر از دیگرانه. هستند کسانی که از همه دلبستگی ها دست جستند اما دارای غروری بزرگتر از برخی افراد میلیونر هستند. اگه تو یک نوع همزاد پنداری رو به دور بندازی ایگو به سرعت چیز دیگه ای رو پیدا خواهد کرد اون در اصل اهمیت نمیده با چی یکی میشه کافیه که هویتی داشته باشه مثلا مخالفت با مصرف یا تملک خصوصی هم شکل فکری دیگه ای. یک موضع ذهنی دیگه که میتونه جایگزین همزاد پنداری با اموال بشه از اون طریق تو میدونی مثلا خودت رو آدمی برحق و دیگران رو گمراه جلوه بدی همونطور که بعدها ملاحظه خواهیم کرد اینکه خود رو برحق و دیگران رو گمراه جلوه بدی یکی از الگوهای اصلی ایگوه یکی از اشکال اصلی ناخودآگاه به بیان دیگه محتوای ایگو ممکنه تغییر کرده باشه اما ساختار ذهنی که اون رو زنده نگه میداره عوض نمیشه ما گاهی گمان می کنیم که اگه مالک چیزی بشیم با بقای اون چیز ما هم بقا پیدا می کنیم. مثلا اگه من مالک این قطع زمین بشم بعد از مرگم هم این قطع زمین میمونه و من هم مالک این زمین هستم و عین این زمین هستم برای همین پس میمونم چه کسی برای همیشه مالک زمین و خاک مونده وقتی سفید پوست آمریکای شمالی رو اشغال کردن سرخ اونجا اصلا مالک زمین بودن یعنی چی سفید پوستا اونا رو وادار میکردن تا تیک کاغذ هایی امضا کنند که ثابت میکرد از این به بعد اون سفید مالک اون زمین ها هستن این کار هم برای سرخپوستان آمریکای شمالی مزهک جلوه میکرد سرخپوستان خودشون رو متعلق به زمین و خاک میدونستن نه خاک و زمین رو متعلق به خود اونها میگفتن ما از همین خاک هستیم و به همین خاک برمیگردیم نفس یا ایگو داشتن رو با بودن برابر میکنه من دارم پس هستم من بیشتر دارم پس هستی من بیشتره نفس از طریق مقایسه زندگی میکنه اینکه تو توسط دیگران چطور دیده میشی به اینکه تو چطور خودت رو میبینی تبدیل میشه اگه همه در امارتی با شکوه زندگی میکردند و ثروت زیادی داشتند امارت باشکوه یا ثروتت دیگه نمیتونست برداشت تو رو از خودت تقویت کنه اون وقت تو میتونستی به یک کلبه ساده و محقر بری از ثروتت صرف نظر کنی و هویتی رو دوباره برای خودت به دست بیاری با دیدن خودت و دیده شدن توسط دیگران به صورت یک انسان پرهیزکار و معنوی تر از دیگران اینکه تو توسط دیگران چطور دیده میشی به آینه ای تبدیل میشه که به تو میگه که تو چه شکلی هستی و کی هستی احساس ارزشمند بودن در بیشتر موارد به ارزشی که تو در چشم دیگران داری متصله تو نیاز داری که دیگران بهت اعتماد به نفس بدن و اگه در فرهنگی زندگی می کنی که به طور گسترده ای ارزش افراد رو با اینکه چقدر پول و اموال دارن برابر میدونه اگه نتونی از این توهم دست جمعی سرسری عبور کنی محکومی بقیه عمرت رو به مالندوزی و خصت و امثال این سپری کنی به این امید واهی که ارزش خود و اعتماد به نفست رو افزایش بدی و در اونها پیدا کنی. چطوری از دلبستگی به مادیات رها بشیم؟ بی خود سعی نکن. این ممکن نیست. برای رهایی از بند تعلقات لازم نیست کاری بکنی. فقط کافی معنای وجود خودت رو در میان اشیا و داشته ها جستجو نکنی. تا رسیدن به این رهایی نسبت به وابستگی خود به اشیا و داشته ها آگاه باش البته شاید تا زمانی که چیزی را از دست نداده این نسبت به وابستگی شدید خود به اون چیز آگاه نشید گاهی از دست دادن چیزی باعث میشه که ما بدونیم تا چه حد به اون چیز وابسته بوده ایم. اگر از دست دادن چیزی موجب ناراحتی و اندوه و استرابت میشه پس بدون که به اون چیز وابسته هستی. اگر بدونی که از اشیا هویت گرفته ای ای به سوی رهایی از کسب هویت از اشیا گشوده ای نخستین بارقه روشنایی و بیداری فهم این نکته است که بدانی من آگاه هستم که این وابستگی وجود داره این آغاز تحول آگاهیه کسب هویت از کالبود خیش کسب هویت فقط از اشیا نیست که صورت میگیره بلکه از کالبد خیش هم هست جنسیت نقشی مهم در تصویری که فرد از خیش در ذهن میسازه ایفا میکنه گاهی همین جنسیت تبدیل به هویت میشه از همون دوران بچگی فرد یاد میگیره که به دلیل جنسیت خود رفتاری ویژه داشته باشه و بر اساس جنسیتش عمل کنه و واکنش نشون بده جنسیت فرد گاهی همه زندگی فرد رو تحت تاثیر قرار میده. این تاثیر در جوامع سنتی بیشتر معلومه. در جوامع سنتی گاهی زنی به دلیل نازا بودن و یا مردی به دلیل ناتوانی جنسی به شدت تحقیر میشه. در این جوامع کسی به نظر خوشبخت میرسه که از هویت جنسی خیش رضایت کامل رو داشته باشه. در غرب به اندام بسیار مهم شده اینکه بدن تو چطوری به نظر میاد میتونه در احساس خوب یا احساس بد تو نسبت به خودت نقشی اساسی ایفا کنه در غرب ظاهر آدم ها اهمیت بسیاری پیدا کرده قدرت بدنی بسیار مهم شده خیلی ها هستن که آدم ها رو بر اساس قدرت بدنیشون قیافشون و یا شکل ظاهریشون ارزیابی میکنند در این جوامع خیلی ها خود رو بیارزش تلقی میکنن چون فکر میکنن بدنشون بدریخته و یا خوشگل و خوشتیب نیستن بیشتر وقتها تصویری که در ذهن خیش از بدن خیش میسازیم با واقعیت بدنمون منطبق نیست. ممکنه زنی جوان واقعا لاغر باشه اما باز خودش چاق ببینه و به خودش گرسنگی بده. چنین زنی بدن خودش رو نمی بینه بلکه تصویری رو می بینه که در ذهن خود از بدن خود ساخته. این تصویر ذهنی مدام تکرار میکنه من چاق هستم این حالت نتیجه کسب هویت از تصویرهای ذهنیه به منکنها ها نگاه کنید اونها به شدت لاغر هستن اما باز به خود فشار میارن تا لاغر و لاغرتر بشن بعضی از اینها مبتلا به بیماری آنورکسیا میشن برای بهبود این بیماران باید تصویر واقعی اونها رو به خودشون نشون داد و پرده پندار رو از روی قضاوت های غلط ذهنیشون کنار زد. باید اینها رو به سفر درون برد تا خیشتن حقیقی خیش رو مشاهده کنند. کسانی که از کالبد خیش هویت میگیرند همواره دچار رنج و عذابند چون کالبد ما در معرض دگرگونی مدام و پیریه ما نمیتونیم گیافه خود رو ثابت نگه داریم پوست صورت ما به تدریج چروک میشه دندونهامون به تدریج فرسوده میشن موهامون به تدریج سفید میشه قامتمون به تدریج خمیده تر و کهنه تر و پیر تر میشه اینها همه اجتناب ناپذیرند کسانی که از کالبد خیش هویت کسب میکنند هویتشون مدام تهدید میشه اونها همواره خود رو در معرض این تهدید مدام میبینند ما تصویری از بدن خیش میسازیم و این تصویر به ما هویت میده یعنی به ما میگه که ارزش من هستیم یا بی ارزش خواستنی هستی مدل رو با و یا زش. در حالی که کالبد ما هم دستخوش دگرگونی و زواله و هیچ صورتی پایدار نیست همه ی در معرض زوال و فنایند جز صورت بی صورت آن ای که خود را در همه ی صورت ها جلوه کرده همه چیزها در معرض فنا هستند جز وجه الهی همزاد پنداری با بدن ما رو مبتلا به رنج میکنه چون بدن بیمار میشه پیر میشه و میمیره منظورم این نیست که به کالبد خیش اهمیتی ندیم و نسبت به سلامت اون بی تفاوت باشیم. اتفاقا باید با احساسی سرشار از شکر و سپاس به کالبد خیش نظر کنیم. باید از قدرت و زیبایی کالبد خیش بهرمند و کامیاب بشیم. باید با ورزش و تغذیه سالم تندرستی خیش رو حفظ کنیم. منظورم اینه که خودمون رو با کالبدمون یکی نگیریم. چون اگه خود رو همون کالبدمون بدونیم با از دست رفتن زیبایی یا سلامتمون با پیر شدن کالبدمون ما هم احساس میکنیم که از دست رفته ایم و به پایان رسیده ایم اما باید بدونیم که ما با کالبد خیش یکی نیستیم و مرگ و فنای کالبد ما مرگ و فنای ما نیست آنگاه که بدن تو افول میکنه خورشید بیداری تو بالاتر میاد و فضای سینه تو رو روشنتر میکنه نترس تو با مرگ بدن خیش نمیمیری. فقط آدم های خوشگل و خوشدیب نیستن که با بدن خیش همزاد پنداری می‌کنند، بلکه کسانی که احساس میکنن زشتند هم همین رویه رو دنبال می‌کنند. از بیماری و معلولیت هم میشه هویت بیمار و معلول ساخت اون موقعی که از خود سخن میگی به عنوان یک بیمار و معلول سخن میگی و قصه قنبار اون رو شرح میدی در واقع از خودت هویت بیمار و معلول ساخته ای. حالا تو دیگه برای پزشکان یک بیمار یا معلول محسوب میشی و اونها هم مدام این هویت رو تقویت میکنن و بهش بال و پر میدن به این ترتیب به بیماری خیش میچسبی چون این بیماری هویت توه و تو نمیخوای هویت خیش رو از دست بدی بیماری تو به افکار و تصویرهای ذهنی تبدیل شده که نفس یا ایگو میتونه از اون برای خودش هویتی دست و پا کنه نفس به محض پیدا کردن این هویت دیگه نمیخواد اون رو رها کنه جالب اینجاست که گاهی خود نفسه که بیماری رو ایجاد میکنه تا از اون بیماری برای خود هویتی بسازه. فراموشی هستی نفس یعنی هویت گرفتن از صورتها، جستجوی خود در اشیا و گم کردن خیشتن حقیقی خیش در اشیا. صورتهایی که ما هویت خیش رو از اونها کسب می کنیم، تنها صورتهای فیزیکی و کالبد ما نیستند بلکه فکرها و احساسات ما هم هستند فکرها همچون پاره های ابرها مدام آسمان آگاهی ما رو می و ما خود رو با این فکرها و احساسات همزات می و اونها رو به جای آسمان می گیریم ابرها آسمان نیستند همزات پنداری آسمان و ابرها همون ایگو یا نفسه فکرهای تو در سر تو صداهایی هستند که در فضای سر تو تنین می اندازن. این صداها هرگز خاموش نمی شن. وقتی که با این صداهای درون سر خیش همزاد پنداری می کنی و خود رو با اونها یکی می پنداری. آنگاه که خود رو در حیاهوی این صداها و احساسات گم می کنی، درست در همون زمان در این حیاهو گم شده ای و به اسارت نفس یا ایگوی خیش در اومده ای. ایگو یا نفس مجموعه از افکار و احساسات شرطی شده. رسوبات این افکار و احساسات که همه حول یک هیچ انباشته شدن نفس رو میسازه. اون هیچ که این فکرها و احساسات خود رو به اون می چسبونن و روی هم تلمبار می شن من هست. وقتی این هیچ یا این من خود رو با شکلی و صورتی همزاد میپنداره و با اون یکی میشه نفس یا ایگو به وجود میاد. هویت هم چیزی جز این همزاد پنداری با اشیا و صورت ها نیست. هویت هجاب واقعیت میشه. هویت فراموش کردن واقعیت. هستی یگان است. هویت این یگانگی رو میپوشونه و توهم جدایی رو ایجاد میکنه. توهم جدایی زندگی رو به یک کابوس تبدیل میکنه. از خطای دکارت تا بصیرت سارتر دکارت فیلسوف قرن 17 هم گفته من فکر می کنم پس هستم این پاسخی بود که اون برای این پرسش یافت که آیا چیزی هست که من بتونم اون رو با اطمینان محض بدونم اون پی برد که بدون شک همیشه در حال فکر کردنه برای همین فکر کردن رو با موجودیت یعنی با من هستم برابر دونست اون من هستم رو با من فکر می کنم یکی گرفته بود. در واقع اون نفس یا ایگو رو با واقعیت اشتباه گرفته بود. 300 سال بعد از دکارت فیلسوف دیگه ای پیدا شد و مچ مقلته دکارت رو گرفت. نام او ژان پل سارتر بود. اون به گفته دکارت که می گفت من فکر می کنم پس هستم به طرز عمیق نگاه کرد و پرسش رو به این ترتیب مطرح کرد که آیا اون آگاهی که میگه من هستم همون آگاهی نیست که میگه من فکر میکنم؟ منظور سارترین بود که اون آگاهی که میدونه داره فکر میکنه پاره ای از فکر نیست. اگه در انسان چیزی جز فکر نبود، انسان متوجه نمیشد داره فکر میکنه. در این صورت انسان شبیه کسی میشد که رویا میدید و نمیدونست که در حال دیدن رویاه. تو با هر فکر همانند سازی می کردی مثل اون فرد در خواب که با هر تصویر رویاش همین کارو می کنه. بسیاری از مردم هنوز چنین زندگی می کنن مثل آدم هایی که در خواب راه می رن در ذهنیت قدیمی و مختل خود به دام افتادن که واقعیت کابوس گونه یکسانی رو بارها و بارها خلق می کنن. موقعی که تو می دونی خواب می بینی در اون رویا بیدار هستی و بود دیگه ای از آگاهی به وجود تو وارد شده اشارات زمینی بصیرت سارتر فراوانه اما اون خودش هم انقدر با تفکر همانندسازی کرده بود که اهمیت کامل اون چیزی که کشف کرده بود رو یعنی ظهور بود تازه ای از آگاهی رو تشخیص نداده بود آرامشی که از همه فهمها فراتر میره بسیاری از آدم ها هنگام رویارویی با مصیبت بود تازه ای از آگاهی رو در خود کشف می کنن. اده ای از اونها ناگهان دارای خود را از دست می دن یا ورشکست می شن. بعضی ها عزیزشون رو از دست می دن. گاهی هم بلایی طبیعی یا جنگی ناگهانی باعث میشه تا همه چیزهایی که دارن یک جا از دست برن. اون وقتی که هیچ چیزی به جایی نمی مونه. این تنگناییه که تجربه میشه. یعنی هر اون چیزی که باهاش همزاد میشد و به ما هویت میبخشید ناگهان از دست میره گاهی مصیبت چنان سنگین و پرفشاره که ناگهان استحاله صورت میگیره و به بیداری معنوی منجر میشه احساس حضوری تمام عیار، آرامشی ژرف و رهایی از حسرتهای گذشته و دقدقه های آینده پل قدیس میگفت آرامش از ادراک ما فراتر میره آری گاهی مصیبته که موجب بیداری ما میشه و بیداری که ما رو در آرامش و ی ژرف شناور میکنه. به محض آگاهی از ساختار و شیوه عمل نفس یا ایگو راهی به رهایی از نفس و ایگو فراهم میشه. هنگامی که اشیا و صورتهایی که با اونها همزاد پنداری کردیم میپاشند و محو میشن نفس هم که حاصل این همزاد پنداری از هم میپاشه و محو میشه. هنگامی که صورتهای پیرامون شما محو میشن و یا شما به لحظه مرگ خیش نزدیک میشید احساس حقیقی بودن احساس من هستم از چنگ صورتها رهایی پیدا میکنه و روح از زندان تنگ ماده آزاد میشه با رهایی از صورتها صورت بی صورت خیش رو میبینی همون حقیقتی که ورای همه صورت و صورت ها همه از اون بر میان و در اون محو میشن به این ترتیب حقیقت خیش رو ادراک میکنی همون آگاهی بیکرانه رو تو آنی نیستی که با آن هم ذات پنداری میکنی ادراک این حقیقت تو رو غرق لطف و سکوت و آرامش الهی میکنه حقیقت بنیادین تو من اینم و من اونم نیست حقیقت بنیادین تو من هستم. تجربه مصیبت گاهی با تجربه حقیقت خیشتن خیش همزمان میشه. تجربه مصیبت رشته همزاد پنداری با صورتها رو پاره میکنه. بعضی ها هنگام رویارویی با مصیبت تصویری ذهنی میسازن و خود رو قربانی میبینن. قربانی شرایط، قربانی موقعیت، قربانی طبیعت، قربانی خدا این افراد با احساس خشم و آزردگی، حسرت و افسوس و یعص خود همزاد پنداری می کنن. این همزاد پنداری تازه جایگزین اون همزاد پیشینی میشه که مصیبت اون رو محو کرده بود. اکنون نفس شکل تازهی به خود گرفته. این شکل تازه شدیدن سرخورده و ناراضیه. برای نفس تنها چیزی که مهمه داشتن هویت. هنگام بروز مصیبت های بزرگ یا مقاومت می کنی و یا تسلیم می شی. بعضی ها دچار انقباز میشن و خشن میشن، شن. بعضی ها هم دچار انبساط میشن و مهربون و آرام و رام میشن. تسلیم شدن به معنای پذیرشه. پذیرش اون چیزی که هست. مقاومت عدم پذیرشه. عدم پذیرش اون چیزی که هست نفسه که مقاومت میکنه و نمیپذیره مقاومت درونی مقاومت بیرونی رو شکل میده به همین دلیله که تو مدام با در بسته روبرو میشی و خودت هم دلیل این موضوع رو نمیدونی وقتی منقبض هستی و مقاومت میکنی زندگی هم به تو روی خوش نشون نمیده و در نتیجه احساس تنگ نامی کنی وقتی همه پنجره ها رو میبندی خود رو از هوای تازه محروم میکنی تسلیم و رضا به داده و مشیت الهی همه درها و پنجره های وجود تو رو به روی نور و هوای تازه باز میکنه تسلیم و رضا بهرهمندی از لطف بیکرانه کائنات رو موجب میشه با تسلیم و رضا که بود تازه آگاهی رو تجربه میکنی با تجربه بود تازه آگاهی عمل و کار تو هماهنگ با آهنگ هستی خواهد شد به این ترتیب تو از یاری کائنات بهرهمند خواهی شد آنگاه احساس می کنی که همه سازهای زندگی چنان کوک شدن که با تو هم نوایی کنند آنگاه همه چیز و همه کس رو خیشاوند و حامی خیش می بینی. اون وقت هر چی که رخ میده در راستای کمک به توه که رخ میده. در چنین حال و حالتی حتی اگر نتونی کار انجام بدی حداقل در آرامش و سکوتی ژرف آرمیده ای و از دستان خداوند روزی میخوری فصل سوم هسته نفس یا کانون ایگو بسیاری از آدمها از صداها و حیاهوی درون سرشون هویت کسب میکنن این صداها شامل فکرهای ناخواسته و احساسات تابع این فکرها هم هست. به تعبیری باید گفت که این آدمها در تسخیر قول توهمی ذهن خود هستند. اگه از این موضوع آگاه نباشی، اون وقت این صداها رو با خیشتن حقیقی خیش یکی میگیری و گمان میکنی تو همین صداها هستی. نفس یا ایگو همین همزاد پنداریه. این همون ذهن نفسانیه یعنی ذهنی که در هر خاطره یا تصویر و تصور و احساس و عقیده موجود درون مفهومی از من نهفته است جهل و نادانی هم به همین معنیه که تو خود رو با محتوای ذهن خود یکی بگیری فکرها و به طبع اونها احساسات تو و به طور کلی محتوای ذهن تو همه به گذشته مربوطن به جغرافیا و زبان و فرهنگی که در اون به دنیا اومده ای. به شرایط محیطی و خانوادگی و فرهنگی که در اون بزرگ شده ای. هسته مرکزی ایگو یا ذهن یا نفس تو فکرها و احساسات و الگوهای رفتاری تو هستند که همه تکراریان و هیچ چیز خلاقانه و ابتکاری در اونها نیست تو از این چیزها هویت کسب میکنی و شخصیت خود رو میسازی این هویت و این شخصیت همون ایگوی مورد بحث ما در بسیاری مواقع اون وقتی که میگی من و گمان میکنی داری درباره خودت سخن میگی در واقع اشاره تو به همین ایگوه همین مفهومی که از مشتی خاطره و فکر و احساس تشکیل شده و به تو هویت بخشیده عقیده و نژاد و ملیت و مرام سیاسی هم این مفهوم رو تقویت و پررنگ میکنه نفس یا ایگو همچنین شامل نظر و احساس تو نسبت به قیافت هم میشه یعنی این نظر که تو خوشگلتر یا بدگلتر از دیگران هستی محتوای ایگوی آدم ها متفاوته اما ساختار همه ایگوها یکیه همه ایگوها از جنس هویت ذهنی و از احساس جدایی تغذیه میکنند زندگی با نفس یا هویت توهمی به معنای زندگی با فکرها و احساسات تابع اونهاست در حالی که تو این فکرها و احساسات نیستی تو محتوای ذهن خود نیستی هویت ذهنی بسیار متزلزله چون افکار و احساسات هرگز ثباتی ندارن و همچون ابرها همواره در به همین دلیله که نفس مدام تلاش میکنه خود رو به هر طریقی که شده نگه داره نفس مدام از خود دفاع میکنه و سعی میکنه خود رو حفظ کنه. نفس تلاش میکنه با فر کردن خود خود رو قدرتمند و ماندگار جلوه بده. نفس برای تقویت مفهوم من مفهوم دیگران رو میسازه. اگه دیگران نباشن من هم نمیتونه باقی بمونه. در ضمن هرچی این دیگران از من دورتر باشن و با من دشمنتر این من بیشتر من خواهد شد. و در واقع منتر یا من بیشتری به حساب خواهد اومد منظور اینه که دیگران همواره باید در برابر من یا دشمن من تلقی بشن چون این من معنای خود را از دشمنی یا رقابت با دیگران کسب میکنه من همواره به دنبال دیگری میگرده تا اون دیگری رو باعث وضع نابسامان خود جلوه بده من مدام از دیگری یا دیگران شکایت میکنه. مسیح همواره یادآور این نکته میشد و میپرسید چرا پرکاهی رو در چشم دیگران میبینید و کنده درخت رو در چشم خود نمیبینید؟ این پرسش مسیح بی پاسخ مونده اما بی تردید پاسخ پرسش اون اینه که زیرا سرزنش کردن دیگران و محکوم ساختن اونها باعث میشه که من احساس کنم از اونا بهتر هست. شکفه و شکایت یکی از ابزارهای کار ایگو یا نفس قور زدنه نفس دوست داره مدام قور بزنه نفس با قور زدن خودش رو تقویت میکنه هر دلخوری و نارضایتی و شکایتی در واقع قصه یه که نفس درباره تو میبافه و تو همون رو باور میکنی ما گاهی با صدای بلند قور میزنیم و گاهی با صدایی که فقط در سر ما میپیچه و دیگران اونو نمیشنون قور میزنیم فرقی نمیکنه که با صدای بلند غر بزنی و یا در سکوت نفس غر میزنه تا زنده بمونه و دستاویز دیگه ای برای بقای هویت خیش نداره البته غر زدن و شکایت از دیگران به یک عادت تبدیل میشه و نفس به طور خودکار به این کار میپردازه سرزنش دیگران و برچسب زدن به اونها بخشی از این روند خودکاره ایگو به راحتی به دیگران برچسب میزنه و اونها رو محکوم میکنه ایگو اهل قضاوته و همواره یک تنه به قاضی میره و راضی برمیگرده دیگران همه بد هستند چرا چون نفس میخواد خوب جلوه کنه دیگران بد و فاسدن دیگران مقرز و بد خواهن. دیگران زشت و بد ترکیبن فقط من خوب و زیبا هستم فریاد کشیدن سر دیگران و یا متوسل شدن به خشونت شکل های وخیمتر شکوه و شکایت و سرزنشه بیزاری از دیگران احساسی که همراه همیشگی شکایت از دیگران و سرزنش اونهاست. احساس بیزاری به ایگو یا نفس غذا میرسونه و اون رو تقویت میکنه. احساس بیزاری احساسیه که همچون خوره آدم رو میخوره. احساس بیزاری بسیار تلخ و گزنده است. تو از آنچه دیگران با تو میکنن ناراحتی یا از کارهایی که باید در حق تو انجام میدادن و انجام ندادن ناراحتی یا از ریاکاریشون از عدم صداقتشون از اینکه دروغ میگن و ظاهرشون با باطنشون نمیخونه تو از این چیزهاست که بیزار هستی و احساس بیزاری تو رو همین بهانه هاست که توجیه میکنه نفس از جهل دیگران هویتی برای دیگران میسازه یعنی نفس نادانی دیگران رو تبدیل به هویت اونها میکنه و اون وقت درباره هویت اونها قضاوت میکنه گاهی شکایت تو از دیگران چیزی نیست جز یک تصویر فرافکنی شده ذهن تو تصویری که ذهن شرطی شده تو ساخته تا خود رو برحق و دیگران رو باطل و خطاکار جلوه بده البته بدیهیه که دیگران گاهی اشتباه میکنن اما تو از این اشتباه دیگران بهانه می سازی برای تقویت هویت کاذب خود به این ترتیب تو هر آنچه رو که در دیگران تقبیح می کنی در خود تقویت می کنی یکی از راه های موثر برای گذشتن از ایگوی شخصی عکس عمل نشون ندادن نسبت به ایگو یا نفسانیت دیگرانه با این کار ما نه تنها بر نفس خود چیره میشیم بلکه نفسانیت یا ایگوی جمعی رو هم محو میکنیم تو تنها زمانی میتونی نسبت به ایگو یا نفسانیت دیگران رفتاری واکنشی و عاطفی بروز ندی که بدونی رفتار اونها از ایگو و نفسشون سرچشمه میگیره باید مچ ایگوی فردی و جمعی رو در هر عمل و احساسی بگیری وقتی رفتار دیگران رو به خود نگیری و اونا رو به ایگوشون ربط بدی اون وقتی که در خود نیازی نمیبینی که نسبت به رفتار نفسانی اونها واکنش نشون بدی و با اونها مقابله کنی مسئولیت و سکوت و سکون تو نسبت به ایگوی دیگران اونها رو به خودشون نشون میده و باعث میشه به حقیقتشون اندکی نزدیکتر بشن حقیقت همه آدم ها همون آگاهی بیکرانه است که اینک در پس صورتک ایگو یا نفس پنهان مونده همچون خوشیدی که در پس ابرها پنهان میشه آری تو باید از خود در برابر آدم های ناگاه محافظت کنی اما برای این کار نیازی نیست که اونها رو دشمن خود تلقی کنی آگاهی محکمترین حفاظ توه وقتی رفتار مبتنی بر ناآگاهی دیگران رو به خود میگیری اونها رو در ذهن خیش دشمن خود تصور میکنی ببخش ببخش تعبیر دیگه از داشتن نگاهی ژرف نسبت به رفتار و کردار دیگران وقتی میدونی که دیگران اثر ناآگاهی و بر اساس نفسانیت یا ایگوی خیش عمل میکنن به راحتی از کنار اونها میگذری بدون اینکه قبار کدورتی از عمل اونها بر جامعه جان تو بشینه ژرف نگری به نگاه تو نفوذی میبخشه که میتونی در پس پرده ایگوی دیگران حقیقتشون رو ببینی همون بصیرت بیکران رو ایگو یا نفس عادت داره هم از دیگران گله کنه و هم از موقعیت ها و وضعیت های امور. ایگو نه تنها دیگران رو به دشمن تبدیل میکنه بلکه موقعیت ها و شرایط زندگی رو هم به دشمن تبدیل میکنه. مثلا مدام میگیم نباید این شرایط برای من پیش می اومد. نباید در این موقعیت باشم. کاش این اتفاق نمیافتاد. من قربانی شرایط خیش شدم. بخشش به این معنی نیست که خطای دیگران رو یادآور نشیم و ازشون نخواهیم که خود رو اصلاح کنند. شکایت و سرزنش نکردن موقعیت ها و شرایط نیز به معنی کنار اومدن با شرایط نامطلوب نیست. برای مثال، اگه به رستورانی رفته یا سوپی سرد جلوت گذاشتن، میتونی پیشخدمت رو صدا کنی و بهش بگی که سوپ سرده و باید عوض شه. در اینجا ایگوی وجود نداره. این درخواست موجب هیچ واکنشی در پیشخدمت نخواهد شد اون فقط سوپ رو عوض خواهد کرد اما اگه بگی که به چه جورتی سوپ سرد جلوت گذاشتن اون وقت در لحن تو شکایت و گلمندی نهفته در لحن تو یک من هست که گمان میکنه بهش توهین شده این من میخواد دیگری رو خطاکار جلوه بده و ازش انتقام بگیره شکایت تو در این زمینه برای سوپ نیست بلکه برای نفس توه تو شکایت میکنی چون شکایت کردن رو دوست داری و اصلا در بند سوپ گرم نیستی صدای درون سر تو صدای ایگو یا نفس توه مچ این نفس رو بگیر این صدای شاکی یک فکره یک الگوی ذهنی شرطی شده اگه مچ نفس رو بگیری متوجه میشی که تو صدای درون سر خیش نیستی بلکه کسی هستی که این صدا رو میشنوه تو حضور اون آگاهی ناب هستی که در پس زمینه ی صدای درون سر توه و از این صدا آگاهه صدای درون سر تو ایگوه و تو اون حقیقتی هستی که این ایگو رو میبینه و میشناسه با مشاهده نفس تو از نفس رها میشی ایگو یا نفس یعنی ناآگاهی از ایگو یا نفس وقتی نسبت به این ایگو یا نفس آگاه میشی ایگو تغییر ماهیت میده و تبدیل میشه به یک الگوی ذهنی شرطی شده. آگاهی و نفسانیت با هم جمع نمیشن. با آگاهی از نفسانیت ممکنه هنوز آثاری از نفسانیت به جا بمونه. اما در پرتو خورشید آگاهی تو آن آثار به جا مانده از نفسانیت هم همچون برف آب میشه. آزردگی و ناخرسندی گرچه احساس بیزاری بیشتر با گلمندی و شکایت همراهه اما این احساس گاهی با عصبانیت و خشم در هم میآمیزه به این ترتیب احساس بیزاری قدرت بیشتری پیدا میکنه و گلمندی و شکایت به واکنشی عاطفی و عصبی تبدیل میشه واکنش عاطفی و عصبیت ایگو یا نفس رو فربهتر میکنه بعضی اصلا دنبال دردسر میگردن یعنی به دنبال بهانه ای می میگردن تا با اون بهانه ناراحت بشن و سپس نسبت به اون بهانه واکنشی عاطفی و عصبی نشون بدن این بهانه ها همیشه راحت پیدا میشن وقتی این بهانه ها پیدا میشن تو بلافاصله احساس میکنی که به تو توهین شده و کسی جرأت کرده تو رو آزار بده اینجاست که تو از اون شخص بیزار میشی و حالا دیگه بهانه داری تا واکنشی عاطفی نشون بدی و عصبانی بشی آری بعضی ها به آزردگی و بیزاری معتادن اینها با همین آزردگی ها و واکنش هاست که خود را اثبات می کنه. ناخرسندی همون احساس بیزاریه که تداوم پیدا کرده. ناخرسندی یعنی مدام زدیت کردن. نفسانیت بسیاری از آدم ها را همین احساس بیزاری شکل میده. گاهی بیزاری جمعی در دل یک ملت اخته میشه و قرنها دوام میاره. نارضایتی یا ناخرسندی احساسی منفی و پرقدرت که به حادثه ای در گذشته های دور مربوط میشه. حادثه ای که فکرها اون رو زنده نگه می دارن. این فکرها اون حادثه را همچون یک قصه مدام در ذهن بازگو می کنن و یادآور میشن که چی به سرمون اومده. نارضایتی بسیار مصریه. پاره های دیگه زندگی تو رو هم تحت تاثیر قرار میده. هنگامی که به حادثه ای فکر می کنی که تو رو ناخرسند و ناراضی کرده این ناخرسندی مانع از این میشه که سلامت حضور خود در لحظه حال رو حفظ کنی و احساسات منفی تو مانع فهم درست تو از واقعیت زندگی تو میشه واقعیتی که همکنون در جریانه به این ترتیب رفتار کنونی تو با دیگران هم تحت تاثیر احساسات منفی تو قرار میگیره ناخرسندی تو رو در اسارت ایگو یا نفس خیش نگه میداره صادقان ریشه ناخرسندی و نتایج این احساس رو در خود و زندگی خود ببین. آیا هنوز کسی در زندگی تو هست که اون رو نبخشیده ای؟ اگر چنینه، ناخرسندی خود رو نسبت به اون، هم در فکر و هم در احساس خود مشاهده کن. یعنی مشاهده کن فکرهایی رو که احساس ناخرسندی تو رو زنده نگه می دارن و همچنین اون احساساتی رو در خود ببین که پاسخ کالبد تو به اون فکرها هستن کوشش برای از بین بردن این احساسات به جایی نمیرسه اگر بدونی که احساس نارضایتی و ناخرسندی کار کردی نداره به جز تقویت احساسی کاذب از خود و حفظ ایگو اون وقتی که بخشش ساده میشه آگاهی و مشاهده رهایی از چنگ ایگوه مسیح میگفت دشمنان خیش رو ببخشید اون میخواست با بخشش نفسانیت ما محو بشه گذشته هرگز نمیتونه مانع حضور تو در لحظه حال بشه لحظه حال تنها لحظه واقعی زندگی تو نارضایتی و ناخرسندی چیه جنگ زدم به گذشته برای فرار کردن از لحظه حال بر حق بودن تو بر خطا بودن دیگران گلب و شکوه و شکایت و واکنش های عاطفی و احساسی همه احساس جدایی رو تقویت می کنند و ایگو رو فربهتر می کنند. بقای نفس به همین ایگو با احساس برتری هم فربهتر میشه. در ابتدا درک این نکته کمی دشواره که چطوری شکایت از ترافیک، اوضاع سیاسی، آدم پولدار، فرزند تنبل، همسر، یک دوست و یا آدم های دیگه نفس رو فربه میکنه. چون هنگامی که مشغول شکایت کردن از کسی یا موقعیتی هستی به طور زمینی پذیرفته ای که حق با توه و اون فردی که ازش گلمندی و یا اون موقعیتی که ازش گله داری بر هیچ چیز به اندازه احساس برحق بودن نفس رو تقویت نمیکنه احساس برحق بودن هویت گرفتن از یک وضعیت ذهنیه این وضعیت ذهنی میتونه یک نظر باشه و یا یک قضاوت یا یک قصه و ماجرا برای اینکه احساس کنی بر حق هستی و حق داری نیاز به کسی داری که بر خطا باشه به تعبیری برای اینکه احساس کنی تو درست میگی و درست عمل میکنی باید کسی باشه که نادرست بگه و نادرست عمل کنه با گله و شکایت میتونی وانمود کنی که کسی درست عمل نمیکنه و بر خطاه احساس برحق بودن احساس برتر بودن ما رو تقویت میکنه احساس برتر بودن نسبت به دیگری موزه ذهنی که نسبت به کسی یا موقعیتی در خیش ایجاد می کنیم. در دفاع از یک توهم بی تردید واقعیت ها وجود دارند. بی تردید هستند که درستن و حرفایی هم نادرست. مثلا اگه بگی که سرعت نور بیشتر از سرعت صوته و کسی عکس اینو بگه تو درست میگه اون نادرست. مشاهده ای این واقعیت که سرعت نور بیشتر از سرعت صوته چندان دشوار نیست در مورد این نکته نه تنها حق با توه بلکه اطمینان هم داری که حق با توه آیا در اینجا هم نفسه که باعث میشه احساس کنی حق با توه؟ ممکنه اما نا اگه به سادگی فقط داری حقیقتی رو بیان میکنی در بیان این حقیقت ایگو هیچ نقشی نداره چون در این زمینه قصد نداری هویت سازی کنی ما چگونه هویت میسازیم با توسل به ذهن یا یک وضعیت ذهنی اگه همراه با بیان یک حقیقت ساده اصرار داری که حرفت رو باور کنن و اگه حرفت رو باور نکنن ناراحت میشی باید بدونی که بیان این حقیقت ساده که سرعت نور بیشتر از سرعت صوته این هم در خدمت ایگو قرار گرفته این نکته ساده در این مورد با احساس کاذب من درآمیخته و به موزهی ذهنی تبدیل شده به من توهین شده چون کسی حرف منو مبنی بر بیشتر بودن سرعت نور از سرعت صوت باور نکرده نفس یا ایگو همه چیز رو متوجه خود میدونه آنگاه احساسات برانگیخته میشن و ذهن موزهی تدافعی در پیش میگیره پرخاشگر میشه و حمله میکنه آیا از حقیقت دفاع میکنی یا از خود؟ آیا دفاع تو برای نور یا صد خیلی مهمه؟ تو از من خیش دفاع می کنی. منی که یک توهم بیشتر نیست و جل ذهن توه. بهتره بگم که یک توهمه که داره از خودش دفاع میکنه. یعنی ایگوه که داره از خودش دفاع میکنه. جایی که یک حقیقت ساده مثل سرعت نور و سرعت می میتونه در خدمت یک اختلال و کشتابی ذهنی قرار بگیره تکلیف موضوعات زریفتری مثل دیدگاه ها و باورها چی میشه؟ اینها چیزهایی هستند که میتونن به راحتی منیت رو در تو برانگیزن. نفس نظر خود رو به جای حقیقت میشونه و از اون دفاع میکنه و دفاع از نظر خود رو دفاع از حقیقت تلقی میکنه. واقعیت چیزیه و موضع ذهنی ما چیزی دیگه. اما نفس یا ایگو نمیتونه این تفاوت رو بفهمه و یا نمیخواد اون رو بفهمه. نفس یا ایگو حقیقت رو مصادره میکنه و تبدیلش میکنه به اون چیزی که مطلوبشه. یعنی حقیقت رو به گونه ای جلوه میده که خودش میپسنده. فقط آگاهیه که میتونه واقعیت رو بفهمه. ذهن واقعیت رو وارونه جلوه میده. بین اون چیزی که در ذهن میگذره و خود واقعیت شکافی عمیق وجود داره. تنها آگاهیه که میتونه وضعیت رو تشخیص بده و همچنین موضع ذهنی تو رو نسبت به اون وضعیت تشخیص بده. تنها به وسیله آگاهی که میتونی بفهمی راه های دیگه هم برای مواجه شدن با وضعیت ها و موقعیت ها وجود داره. تنها به وسیله آگاهی که میتونی همه جوانه به یک فرد و یا یک موقعیت رو بفهمید حقیقت نسبی یا مطلق حق به جانب بودن و احساس اینکه من درست میگم و تو غلط جز در حوزه حقایق ساده بسیار خطرناکه گاهی ملت ها و همچنین باورهای مذهبی با همین احساس به جون هم افتادند و فاجعه آفریدند. ایگو از طریق همین باوره که خودش رو حفظ میکنه یعنی این باوری که میگه من درست میگم و تو غلط اگه چنینه آیا اساسا میشه چیزی رو درست یا غلط قلم داد کرد؟ حقیقت در انحصار هیچ کس و یا هیچ قومی نیست اگر خود رو مالک تام حقیقت بدونی این گمان تو رو به جنون میکشونه در قرون وستا کلیسا مردم رو زنده زنده در آتش مینداخت چون نگاه مردم با نگاه کلیسا کمی تفاوت داشت همین تفاوت دیدگاه باعث می شد تا کلیسا مردم رو باطل تصور کنه و خود رو حق و بر همین اساس حکم صادر کنه که باطل رو باید در آتش سوزان کلیسا نظر خیش رو حقیقت تلقی می کرد و حقیقت خود رو از جون آدم ها با ارزش تر می دونست. مگه حقیقت کلیسا چی بود جز مشتی فکر؟ قصه ای که باید اون رو باور می کردی. در کامبوج به دستور دیکتاتور دیوانه پل پوت یک میلیون آدم عینکی رو کشتن چرا چون در نظر این دیکتاتور دیوانه مارکسیسم حقیقتی مطلق بود و در خانش او از مارکسیسم هر شخصی که عینک میزد به طبقه بورژوا و اشراف تعلق داشت استثمارگر بود و باید کشته میشد حقیقت مطلق رو نمیتوان در چارچوب یک ذهن و یا یک باور پیدا کرد اگه بر این باور هستی که تنها نظر توی که حقیقته پس بدون که در اسارت نفس خیش هستی و خودت هم نمیدونی همه باورها از جنس فکرن فکر ممکنه انگشتی باشه که به ماه اشاره میکنه اما خود ماه نیست فکر نمیتونه خود حقیقت باشه موضع ذهنی تو نسبت به باورهاست که باورها رو انسانی و مطبوع یا غیر انسانی و نامطبوع میکنه گاهی دین هم در خدمت نفسانیت در میاد و این کاری بود که کلیسا در قرون وستا کرد باور در خدمت نفسانیت احساس خطرناک برتر بودن رو می آفرینه. همین احساس که خصومت ایجاد میکنه و آتش جنگ رو می آموزههای های اصیل دینی همه در جهت رهایی ما از اسارت نفسن عمل آدمی هم میتونه بازتاب حقیقت باشه و هم بازتاب توهم آیا می توان حقیقت رو بیان کرد؟ آری، می توان. اما بیان حقیقت خود حقیقت نیست. بیان حقیقت میتونه همون انگشتی باشه که به ما اشاره میکنه. حقیقت از تو جدا نیست. تو پاره ای از حقیقت هستی. حقیقت در تو هم ظهور و بروز داره. جای دیگه ای به دنبال حقیقت نگرد. در خود بنگر و حقیقت رو در خود پیدا کن. حقیقت ذات همه چیز و همه کسه. همه مظاهر گوناگون حقیقتی واحدند از این نظر مسیح هم مظهری از مظاهر حقیقته همونطور که تو و من و همه چیز و همه کس مظهری از مظاهر حقیقت هستیم مسیح اون موقعی که میگفت من حقیقت هستم در واقع به ذات خیش اشاره میکرد و این کلام رو از حیث ذات خیش به زبان می آورد نه از حیث صورت خیش مسیح به اون هستی مطلقی اشاره می کرد که همه چیز و همه کس رو از خود سرشار کرده بود همون من هستم جاودانه او از همون حقیقتی سخن میگه که حقیقت تو هم هست انگامی که با حقیقت خیش در ارتباط هستی طبیعی هستی و با همه چیز و همه کس وحدت داری حقیقت تو همه چیز و همه کس رو در بر میگیره. پس بدون که حقیقتا چیستی و کیستی وقتی که یگانگی و وحدت ذاتی خود رو با همه چیز و همه کس مشاهده و شهود می کنی عشق در وجود چکوفا میشه. عشق همین شهوده احکام الهی و تعهدات دینی برای کسانی لازمه که از حقیقت درونشون از اینکه کیستند و چیستند بریدن اونهایی که با حقیقت خیش در ارتباطند عشق میورزند و دوست میدارند اونهایی که دوست میدارند جز نیکی نمیگن جز نکویی نمیخوان و انجام نمیدن قدیس آگوستین میگفت دوست بدار آنگاه هر آنچه خواهی کن هیچ سخنی تا به این حد نمیتونه به حقیقت نزدیک باشه ایگو امری صرفا شخصی نیست در سطح اجتماعی هم ایگو مصیبت می آفرینه. هر کجا ملت ها با مرام های سیاسی یا باورهای خود همزاد پنداری کردند و هر کجا که خود رو با افسانه‌ها ها و قصه های خود یکی گرفتند و از این چیزها هویت کسب کردند اون وقت خود رو حق و دیگری رو بر خطا تصور کردند و به جون هم افتادند هیچ کدوم از دو طرف دعوا نمیخواد بپذیره که به گونه دیگه هم میشه به زندگی و جهان نگاه کرد. هر کس چنین میپنداره که حقیقت نزد اونه و بس هر کس میپنداره اونه که قربانیه و دیگریه که ظالمه هر کس طرف مقابل خود رو واجد بدترین ویژگی ها میدونه و حاضر به بدترین شکلی اون رو از میان برداره این نوع آدم ها در چرخه ای از افکار و احساسات و واکنش های ناآگاهانه افتادن و از اون خلاصی ندارن نفسانیت و ایگوی جمعی به مسابه ما خطرناکتر از نفسانیت و ایگوی فردی به مسابه من هست آدمهای نرمالی که در خدمت ایگو یا نفس خیش بودند دست به جنایات بیشتری زدند تا آدم هایی که دچار اختلالات روانی بودند. اونهایی که اسیر ایگوی خیشن دیوانه تر از روانی هستند. بیشتر آدم ها تحت سلطه ذهن شرطی شده خیشن. طوری که میشه گفت در این سیاره آدم نرمال و طبیعی یعنی آدم دیوانه ریشه این جنون و دیوانگی چیه؟ ریشه جنون و دیوانگی بشر هویت گرفتن از افکار و احساساته این هویت همون ایگوه زمین ما هنوز شاهد هرس، خودخواهی، استثمار، بیرحمی و خشونت بسیاره اینها همه حاصل بیماری ذهنی بشره اینا رو شخصی نکن و از اینها برای دشمنان موهوم خیش هویت نساز اگه این کار رو بکنی در واقع هویتی رو که برای خود فرض کرده ای به اونها فرافکنی کرده ای و به این ترتیب ایگو یا نفس خود رو تقویت کرده ای نفس تو دیگران رو بر جلوه میده تا به خود حق بده که هر بلایی دلش میخواد سر اونا بیاره برچسب زدن به دیگران و بد خوندن اونها نفس رو خوشنود میکنه و احساس جدایی تو رو از اونها تقویت میکنه تو انقدر خودت رو از دیگران جدا فرض کرده ای که دیگه از یاد برده ای که اونها هم تو هستن و حقیقت تو و اونها یکیه چه چیزی در دیگرانه که تو اونها رو نمیپسندی؟ هرسشون، خودخواهیشون، درو بودنشون، خشم بودنشون خوب نگاه کن هر آنچه رو که در دیگران نمیپسندی در واقع نقصیه که در خود تو وجود داره و تو اون رو فرافکنی کرده ای. بنابراین با دیدن این چیزها در دیگران متوجه وجود اونها در خودت باش به این ترتیب درس بسیاری در زمینه خیشتن شناسی فرا می گیری. کشم این چیزها را هم در خودت زیاد جدی نگیر و از این برچسب ها برای خود توییت نساز اگر خود رو با این برچسب های منفی یکی بگیری به شکلی خطرناکتر در دام هویت ذهنی یا ایگو افتاده ای. جنگ ساخته و پرداخته ی ذهنه. گاهی لازم از خود یا دیگری در برابر آسیب کسی محافظت کنی. اما لازم نیست این کار رو به یک معموریت تبدیل کنی. چون با این کار خودت تبدیل میشی به همون چیزی که میخوای نابودش کنی. جنگ جاهلانه تو رو به میدان بسته جهل بیشتر میکشونه. با حمله به ناآگاهی نمیتوان ناآگاهی رو شکست داد. با حمله به رفتار کسی که اسیر نفس خیشه نمی توان او را از این اسارت رها کرد. حتی اگه اسیر نفس رو شکست بدی، نفسانیت اون به درون تو نفوذ خواهد کرد و تو هم گول اون رو خواهی خورد. با هر چیزی که به جنگی اون رو قوی تر می کنی. در برابر هر چیزی که مقاومت کنی بر سماجت اون چیز خواهی افزود. این روزها درباره جنگ با این و اون بسیار می شنویم. همه این جنگ ها بی سمر و بی فایدن. جنگ بر علیه مواد مخدر، جنگ بر علیه جرم و جنایت، جنگ بر علیه تروریسم، جنگ بر علیه سرطان، بر علیه ایدز، جنگ بر علیه فقر و غیره. علا رقم جنگ بر علیه جرم و جنایت و مواد مخدر در سالهای اخیر شاهد افزایش این چیزها بوده ایم. تعداد زندانیان در آمریکا از 300 هزار نفر در سال 1980 به دو میلیون و هزار نفر در سال 2004 افزایش پیدا کرده. آنتیبیوتیکا دستاورد جنگ علیه بیماری های افونی بودن. این دستاورد در ابتدا به کمک ما اومد تا بر بیماری های افونی چیره بشیم. اما اکنون همین آنتیبیوتیکا باعث شدن تا میکروب هایی پا وجود بذارن که در برابر انواع ها مقاومند. این میکروب ها بسیار خطرناکند و زندگی ما رو به شدت تهدید می کنند. به گفته نشریه انجمن پزشکان آمریکا، سومین عامل عمده مرگ و میر در آمریکا پس از بیماری های قلبی و سرطان، اثرات جانبی درمان های پزشکیه. هومیوپاتی و طب سنتی جایگزینهایی برای طب جدیدن که به جنگ بیماری ها نمیرن و در نتیجه بیماری های تازه‌ای تولید نمی کنند. جنگ زاییده نفس یا ذهن و نتیجه اون چیزی نیست جز قویتر شدن دشمن اگه در جنگی پیروز بشیم دشمنی تازه میسازیم که اغلب قویتر از دشمنیه که شکست خورده ذهن ادراک تو رو نسبت به واقعیت ها مخدوش میکنه ذهن همواره گزینش میکنه و چیزهایی رو انتخاب میکنه که میخواد و اون وقت اون چیزی رو که انتخاب کرده به دلخواه خود تفسیر میکنه ذهن چیزی رو میبینه که دوست داره ببینه نه واقعیت رو نفس یا ایگو رو همونطوری که هست ببین نه اون طوری که ذهن اون رو تفسیر میکنه نفس یا ایگو دیوانگی ذهن بشری و یا محصول شرارت جمعیه اگه نفس رو بشناسی دیگه اون رو هویت خود یا دیگران تلقی نمیکنی اگه نفس رو بشناسی در برابر اون واکنشی عمل نمیکنی و واکنش نشون ندادن در برابر اون برات آسون میشه. اگه نفس یا ایگو رو بشناسی اون وقتی که شکوه و شکایت نمی کنی. سرزنش نمی کنی. متهم نمی کنی. محکوم نمی کنی و بر خطا نمی اینطوری نیست که تو همیشه بر حق باشی و دیگران همیشه بر خطا. فقط نفس یا ایگوه که همیشه برحقه. ما همه از بیماری مشترکی رنج میبریم. اگر این نکته رو بدونی نسبت به همگان احساس شفقت می کنی. اگر این نکته رو بدونی دیگه به قصه های شخصی دامن نمی زنی. قصه های شخصی که به پایان برسه واکنشی عمل نمی کنی و به دینسان به نفس یا ایگو غذا نمی رسونی. آیا آرامش می یا یک قصه؟ تو آرامش و دلاسودگی می خواهی. همه چنینن. اما چیزی در درون توه که مدام قصه های پرقصه می سازه و با همه چیز سر جنگ و ستیز داره. ممکنه در حال حاضر نتونی این نکته رو درک کنی. گاهی فکری یا موقعیتی پیش میاد و تو رو با خودش به این طرف و اون طرف می بره. این طرف و اون طرف کشونده شدن تو به معنای واکنش های ناخداگاه تو به این یا اون حرف و حدیث و موقعیته. مثلا کسی چیزی به تو میگه و تو حرف اونو توهین به خود تلقی میکنی و بلافاصله واکنش نشون میدی کسی از تو انتقاد میکنه و فکر و عمل تو رو به چالش میکشه و تو برافروخته میشی و فکر میکنی اون تو رو خراب کرده در این مواقع هیجان و احساسات خیش رو مشاهده کن میترسی خشمگین میشی خشونت میورزی آیا احساس نمیکنی لحن دگرگون شده یعنی صدات بمتر یا زیرتر شده و دهنت هم خشک شده به ذهنت نگاه کن به دنبال دستاویزی میگرده تا از خود دفاع کنه حمله کنه سرزنش کنه آیا در چنین موقعیتی امکانی برای بیداری هست؟ چیزی در تو مورد تهدید قرار گرفته و اکنون می جنگه تا خود رو حفظ کنه همین چیزه که در تو به دنبال قصه می گرده تا با اون قصه هویتی بسازه و با اون هویت بتونه بر دشمن چیره بشه. همین چیز در توی که بیشتر دوست داره حقانیت خود رو اثبات کنه و اصلا در بند آرامش و اینجور چیزها نیست. فراسوی ایگو یا نفس حقیقت تو ایگو یک توهمه توهمی که برای بقای خود می جنگه. تو خودت رو با این توهم یکی گرفته ای بدیهیه که در ابتدا کمی دشواره که حضور داشته باشی و شاهد ایگو و نفس خیش باشی چون نفس در پرتو حضور تو همچون برف آب میشه برای همین سعی میکنه تا حضورت رو کمرنگ کنه تا خودش بمونه ایگو گاهی گذشته ها رو به یاد میاره و احساسات تو رو برانگیخته میکنه به این ترتیب ایگو ابرهای ناآگاهی رو بر روی خورشید آگاهی تو میکشونه و هوای زندگی تو رو ابری میکنه اما اگه طعم شیرین حضور در لحظه حال رو بچشی اون وقت این طعم شیرین رو فراموش نمی کنی و تلاش می کنی اون رو تقویت کنی با تقویت حضور تو چنگ ایگو باز میشه و تو از چنگ این توهم خلاص میشی بدین سان انرژی عظیم درون تو آزاد میشه قدرت این انرژی بسیار بیشتر از قدرت ذهن یا ایگوی توه برای رهایی از اسارت ذهن یا ایگو فقط کافی نسبت به وجود اون و وجود توهمی اون آگاه باشی آگاهی و نفسانیت با هم جمع نمیشن هر جا که آگاهی هست از حضور ایگو اثری نیست آگاهی حضور تو در لحظه حاله ایگو غیبت تو از لحظه حاله به همین دلیله که آگاهی رو حضور هم مینامی ما به این دنیای بزرگ اومده ایم تا همین حضور رو با خود به دنیا بیاریم اینه هدف ما از بودن در جهان بنابراین رهایی از اسارت ایگو نمیتونه هدفی در آینده باشه تو تنها در زمان حاله که میتونی در زندگی واقعی خود حاضر باشی و تنها حضور در لحظه حاله که تو رو از اسارت ایگو میرهانه خزیدم به گذشته یا آینده فرار از لحظه حال و فرار از زندگی واقعی و خزیدن به توهمه. حضور در لحظه حال تو رو از گذشته و آینده می رهانه. معنویت چیه؟ آیا معنویت اینه که تو فکر کنی که روح هستی بدن؟ این طور نیست. این فکر معنوی باز هم فکره. گرچه به حقیقت تو کمی نزدیک تره. معنویت آگاهی و شهود این حقیقته که ما افکار و احساسات و یا تجربه های خود نیستیم و اون چیزی که حقیقتا هستیم چیزی فراسوی همه اینها افکار و احساسات اموری ناپایدار هستند حقیقت من هرگز گذرا و میرا نیست بودا احتمالا اولین کسی بود که متوجه این مسئله شد و به این ترتیب بود که آناتا یا بدون خود بودن به یکی از مبانی محوری تعالیمش تبدیل شد و وقتی عیسی گفت منکر خود شو منظورش این بود که توهم خودت رو انکار کن اگر ایگو یا خود واقعا من بود انکار اون بیهوده بود هنگامی که توهم من محو میشه گویی ابرهای توهم از برابر خورشید آگاهی من کنار رفتن اون وقت فقط نور آگاهیه که میتابه بعد از اون دیگه حادثه ها و وضعیت های زندگی من بر من چیره نیستند. اونها دیگه مطلق و ماندگار نیستند. بلکه ابرهایی هستند در آسمان آگاهی من که ذاتا گذرا هستند و دوامی ندارند. دیگه این امور رو خیلی جدی نمیگیرم و مقهور اونها نمیشم. پس از بیداری از خواب توهم من اون چیزی که برام اهمیت پیدا میکنه این نکته است که آیا من در زندگی واقعی خود یعنی در لحظه ی حال حضور دارم یا نه آیا هستی خیش رو احساس می کنم یا نه همین من هستم رو آیا حقیقت خیش رو که با همه چیز و همه کس یگانه است شهود می کنم یا نه آیا من حاضر زندگی واقعی هستم یا قایب اون آیا من در گذشته یا آینده گم نشدم همه ی صورت ها فانی هست. نادانی من عنصر اصلی ایگو یا نفس منه ایگو یا نفس چیزی نیست مگه غیبت آگاهی من وقتی که من نسبت به حقیقت خود آگاه نیستم توهمی و شبهی رو به جای خود عوضی می گیرم که این شبه شکلهای گوناگونی به خود میگیره، اما در نهایت سرشت و ذاتی یگانه داره یعنی همون توهم من نادانی من یا همون فکرها یا صداهای در سر من که رشته ارتباط من رو با همه چیز و همه کس قطع میکنه و من رو از هستی یگانه از خدا جدا میکنه ایگو چی میخواد؟ ایگو توجه میخواد میخواد برجسته ترین و برترین و بهترین باشه قدرت و سلطه بر دیگران رو میخواد بیشتر و بیشتر میخواد و از داشته های خود هویت کسب میکنه و جای حقیقت تو میشینه و بر تو فرمان میرونه ایگو همون احساس جداییه اگر این احساس جدایی نباشه و احساس وحدت باشه دیگه از ایگو خبری نخواهد بود وقتی که احساس جدایی هست رقابت و دشمنی هم هست اون موقع تو هستی و دیگرانی که غیر تواند هم هستن دیگرانی که دشمن تو اند. ایگو یا نفس به این احساس جدایی محتاجه و از این احساس تقضیه میکنه ایگو همواره متوقع و چشم داشت داره ایگو هرگز سیر نمیشه و مدام بیشتر و بیشتر میخواد همواره احساس کمبود میکنه و عقده داره هرگز راضی نمیشه و هدفش همواره وسیله های رسیدن به اون هدف رو توجیه میکنه. نفس همه رو وسیله میبینه. ایگو یا نفس هرگز از اون چیزی که داره راضی نیست و بین اون و اون چیزی که میخواد همیشه فاصله بسیاره. ایگو همیشه اون چیزی رو که داره نمیخواد و اون چیزی رو که میخواد به دست نمیاره. بنابراین ایگو همیشه مضطربه و نگرانه و ناخرسند. ایگو همیشه میترسه ترسه از کسی نبودن، گمناموندن، نداشتن، مردن ایگو نمیتونه بر احساس ترس خود چیره بشه بنابراین ترس خودش رو زیر نقاب میپوشونه اون نقابی که ایگو احساس ترس خودش رو زیر اون پنهان میکنه میتونه پول باشه یا قدرت یا شهرت احساس زیربنای حاکم بر همه های ایگو ترسه ترس از کسی نبودن، ترس از وجود نداشتن، ترس از نیستی. همه فعالیت های ایگو در نهایت برای رفع این ترس طراحی شدن. ولی حد اکثر کاری که ایگو میتونه انجام بده اینه که این ترس رو موقتا با مثلا رابطه صمیمانه یا مالک چیز جدیدی شدن و یا پیروز شدن بر این و اون پنهان کنه. توهم هرگز نمیتونه باعث رضایت تو بشه فقط اگر حقیقت وجودت رو درک کنی به رهایی میرسی چرا ترس چون ایگو از هویت سازی وابسته به مادیات به وجود میاد و در اعماق وجودش میدونه که هیچ شکلی از مادیات پایدار نیست و همه گذرا هستند به همین علته که ایگو همیشه احساس ناامنی میکنه حتی اگه در ظاهر مطمئن به نظر برسه روزی با دوستی در طبیعت زیبای حفاظت شده ای در نزدیکی مالی و در کالیفرنیا قدم می زدیم که به خرابه های خانه مجللی برخوردیم که ده ها سال پیش آتش اون رو ویران کرده بود. با نزدیک شدن به قسمت مسکونی خانه که درختان و گیاهان عظیمی در اطراف اون رویده بود، تابلوی در کنار راه توجه هم رو جلب کرد که مقامات پارک اون رو نصب کرده بودند که روی اون نوشته شده بود خطر این بنا متزلزله به اون نزدیک نشی به دوستم گفتم نوشته مقدس و عمیقه و در بحت و شگفتی در اونجا ایستادیم وقتی متوجه میشی و میپذیری که همه ساختارها همه اشکال ناپای دارن حتی اونهایی که ظاهرا مقاوم و منسجم به نظر میرسن آرامشی درونت ایجاد میشه چون درک ناپایداری اشکال تو رو نسبت به ثبات و جاودانگی حقیقت بیشکل درونت آگاه میکنه حقیقت بیشکل درون تو همون حقیقتیه که هرگز نمی میره و مسیح اون رو حیات جاودان نامیده نیاز ایگو یا نفس به برتر و بهتر بودن شکلهای گوناگون نفس و نفسانیت رو می توان به راحتی در خود و دیگران مشاهده کرد به محض اینکه نسبت به ایگوی خیش آگاه میشی تو همون آگاهی میشی که فراسوی ایگوی توه این آگاهی همون چیزیه که تو حقیقتا هستی نفس دروغی بیش نیست دیدن این دروغ واقعیتیه که از این دروغ برتره گاهی وقتی داری برای یک دوست خبری رو تعریف میکنی بهش میگی بذار برات تعریف کنم خبر نداری چی شده حدس بزن نمیدونی اون وقت احساس میکنی به خاطر دونستن این خبر و اینکه اون این خبر رو نمیدونه تو نسبت به اون برتری داری حتی اگه این خبر چندانم خوشایند نباشه آری حالا تو از او بیشتر میدانی و از این بابت بسیار خورسند هستی اصلا آدم ها به همین دلیله که تا این اندازه به شای پراکنی علاقه هستند در ضمن شایع پراکنی همراه با سرزنش و انتقاد و قضاوتی منفی نسبت به دیگران و اینها همه میتونن من رو از دیگران بسیار بهتر و خوبتر جلوه بدن ایگو یا نفس با این چیزها فر بهتر میشه وقتی که از کسی بد میگی خود رو بهتر از اون احساس میکنی خوبتر از اون احساس میکنی بنابراین نفس تو باد میکنه حالا اگه کسی پیدا بشه که بیشتر از من داشته باشه یا بیشتر از من بدونه و یا زیباتر و محبوبتر از من باشه ایگو یا نفس احساس تهدید میکنه چون در این حالت من ضعیفتر از دیگری جلوه میکنه و این من نمیخواد در هیچ زمینه ای از دیگری عقبتر باشه بنابراین در اینجا هم ایگو یا نفس دست به کار میشه و ارزش دارایی و دانش و زیبایی دیگران رو بیمقدار میکنه و میگه دارایی به چه دردی میخوره سرانجام همه رو باید بذاریم و بریم زیبایی به چه درد میخوره به تبی بنده دانش و اطلاعات به چه درد میخوره آدم و مغرور میکنه و هجاب اون میشه آری نفس بسیار زیرکه و هرگز حاضر به قبول شکست نیست نفس اگه احساس شکست کنه اون شکست و پیروزی جلوه میده ایگو وقتی که نتونه با دیگری رقابت کنه و فاصله خود رو با دیگری بسیار زیاد ببینه اون وقت خود رو به دیگری میچسبونه تا با اون بالا بره این گونه است که نفس تاکتیکای خود را عوض میکنه اما از استراتژی برتری طلبی خود دست بر نمی داره ایگو و شهرت پدیده شایع چسبوندن خود به افراد مهم و سرشناس و به صورت غیر رسمی و خودمونی اسمشون رو آوردن بخشی از روش کار ایگو برای اینکه از نظر دیگران برتری به دست بیاره و در نتیجه در چشم خودش هم این برتری رو داشته باشه و این کار رو از طریق ارتباط با فردی مهم و مشهور انجام میده مصیبت مشهور بودن در این دنیا اینه که تصویر ذهنی جمعی از تو یعنی یک هویت موهوم در ذهن جمعی چیزی که جای حقیقت تو میشینه این توهم هجاب زندگی واقعی تو میشه بها دادن به نام و شهرت جلوه دیگه از جلوه های ایگو یا ناآگاهیه بسیاری از آدم ها به دام این ناآگاهی می افتن و خود رو همونی میپندارن که نشریات و رسانه ها از اونها ساختن این آدم ها با همین هویت توهمی خود را از دیگران بهتر و برتر میدونن اینا گمان میکنن چون عکسشون روی مجله ها چاپ میشه پس لابد آدم ارزشمندی هستن یعنی چون بهشون بها داده میشه توسط جمع پس بها هم دارن این گونه آدم ها به شدت به شهرت خود وابسته میشن و اگه مردم اونها رو از یاد ببرن اونها پژمرده میشن و در لاک اندوه فرو میرن در ضمن دور این نوع آدم های مشهور رو فقط کسانی می‌گیرن که میخوان با چسبوندن خود به نام اینها تصویر ذهنیشون از خود رو مقبول تر کنن. آدم های شهرت طلب از برقراری رابطه سمیمانه ای با دیگران آجزن. آلبرت انیشتین بلند آوازه بود اما هرگز از تحسین مردم کسب هویت نکرد و خود را در میل موهوم شهرت طلبی گم نکرد. اون بی پیرایه بود و واقع گرا. اون درباره خود گفته من چیزی هستم خندهدار بین اون چیزی که مردم درباره من فکر میکنن و اون چیزی که واقعا هستم. انیشتین هرگز به تور ایگو نیافتاد. حالا رابطه سالم و سازنده و صمیمانه کدومه؟ رابطه سالم رابطه یه که در اون آدمی از مخاطب خود چشم داشتی نداره و در عوض به مخاطب خود توجه میکنه. این توجه و اعتناع چیزی جز حضور آگاهانه در آستانه واقعیت نیست. ایگو نمیتونه در آستانه واقعیت حضور داشته باشه. بنابراین ایگو نمیتونه رابطه ای سالم و سازنده برقرار کنه. ایگو همیشه میخواد چیزی بگیره و به خودش اضافه کنه. ایگو یا نفس اگه چیزی نگیره بی تفاوت میمونه. بنابراین سه حالت شایع روابط نفسانی، عبارتند از خواستن خواسته های عملی نشده که به احساساتی مثل خشم، دلخوری، سرزنش و شکایت تبدیل میشن و بی فصل چهارم نقش بازی کردن صورت های گوناگون ایگو یا نفس ایگو همیشه میخواد و برای رسیدن به خواسته های خود نقش بازی میکنه مهم نیست که خواسته ایگو چیه خواسته ایگو هر چیزی میتونه باشه مثلا قدرت، ثروت، پرستیج به چشم اومدن و غیره آدمها معمولا نمیدونن که در حال بازی کردن نقشی ایگویی هستند. اونها با نقششون یکی شدن بسیاری از نقش های ایگو ظریف و پنهانن و بعضی دیگه آشکارن البته نه برای بازیگر اون نقش یا نقشا گاهی نقشی که ایگو بازی میکنه برای جلب توجه دیگرانه توجه دیگران ایگو رو تقویت میکنه ایگو نمیدونه که سرچشمه انرژی در توه در درون تو نه در بیرون تو بنابراین در بیرون از تو به دنبال نیروی برای تقویت خودش میگرده نفس یا ایگو به دنبال اون توجهی نیست که به معنای حضور مخاطبه بلکه به دنبال توجهی میگرده که با تمجید و تحسین همراهه نفس میخواد مقبول باشه آدم های خجالتی هم که از توجه دیگران واهمه دارن به شکل اسیر ایگوی خیشن ایگوی اونها هم توجه دیگران رو میخواد و هم از توجه دیگران میترسه آدم خجالتی از این میترسه که دیگران متوجه عدم مقبولیتش یا نقاط ضعف اون باشند آدم خجالتی معمولا احساس کمبود میکنه اون از خودش تفسیری منفی در ذهنش داره هر تصویری که ما از خود در ذهنمون میسازیم نوعی ایگوه حالا این چه تصویر مثبتی باشه چه منفی در پس هر احساس منفی نسبت به خود آرزویی نهفته آرزوی برترین و بهترین بودن آدمی هم که تظاهر میکنه برتره در اعماق وجودش ترسی نهفته از اینکه مبادا حقیر بشه آدمی که احساس میکنه حقیره و بنابراین خجالت میکشه دوست داره روزی برتر از دیگران باشه بعضی هم در حضور اون کسایی که احساس برتری دارن احساس حقارت میکنن و در حضور اون کسایی که احساس حقارت دارن احساس برتری میکنن احساس این نوع افراد نسبت به خود بسته به این داره که با چه کسانی در ارتباط هستند. تنها نکته ای که اهمیت داره اینه که هرگاه احساس برتری یا حقارت کردی بدون که به چنگ ایگو افتاده ای و پای ایگو در میانه. شرور قربانی عاشق بعضی از ایگوها توجهی نمی بینند و مورد تحسین واقع نمی بنابراین شروع می کنن به نقش بازی کردن. اگه این ایگوها نتونن با شیوه های مثبت جلب توجه کنن به شیوه های منفی روی میارن. مثلا احساسات منفی دیگران رو نسبت به خود تحریک می کنن. کاری می کنن که دیگران ازشون بدشون بیاد. مگر نه اینکه این احساس منفی اکنون متوجه اونا شده. همین کافیه. بعضی از بچه ها هم همین طوری مثلا اگه نتونن با برخ کشیدن امتیازاتی که دارن توجه دیگران رو جلب کنن یا چیزی رو میشکنن یا ادرار میکنن و جایی رو آلوده میکنن و اینطوری جلب توجه میکنن ایگوهایی که در گذشته زندگی اندوهباری داشتند با ایفای نقش منفی تلاش میکنن تا با تداوم درد و رنج خیش خود رو زنده نگه دارن بعضی از ایگوها انقدر حسرت توجه و شهرت رو دارن که برای رسیدن به این خواسته خود مرتکب جنایت میشن. اونها به وسیله سوء شهرت و محکوم شدن از سوی دیگران که جلب توجه می‌کنند و به نظر میرسه که دارن میگن خواهش میکنم به من بگید که وجود دارم و بی اهمیت نیستم. این اشکال بیمارگونه ایگو فقط صورتهای افراتی تر از ایگوهای عادی هستند. این حالت حالت بیمارگونه ایگو هستش و چنین آدمهایی اسیر ایگوی خیشند و بیمارند گاهی از چنین بیمارانی رفتارهای جنونامی سر میزنه و به این ترتیب ایگو نقش یک شرور رو بازی میکنه قربانی نقش دیگه برای ایگوه در این نقش ایگو میخواد حس همدردی دیگران رو نسبت به قصه دردناک خود برانگیزه. در این نقش ایگو خود رو قربانی میدونه و بنابراین شکوه میکنه رنجید خاطره و عصبانیه به محض اینکه از قصه ای که در اون نقش قربانی رو ایفا میکنیم هویت میگیریم دیگه دلمون نمیخواد این قصه به پایان برسه چون با به پایان رسیدن این قصه هویت ما هم رنگ میبازه به همین دلیله که ایگو به دردها و مصیبت‌های خود می‌چسبه و نمی‌خواد از اونها جدا بشه. وقتی که مدام قصه دردناک زندگی خود رو در سرم مرور میکنم برای خودم و برای دیگران کسی میشم کسی که دیگران یا زندگی یا تقدیر و خدا با او خوب تا نکردن این کار به من هویت میبخشه برای ایگو داشتن هویت کافیه در ابتدای یک رابطه عاشقانه ایگو نقش بازی میکنه تا مخاطب خود رو جلب کنه در چنین رابطه ای ایگو احساس میکنه که مخاطب او به او توجهی ویژه داره توجه ویژه مخاطب ایگو رو ویژه میکنه ایگو ارضا میشه معمولا در این رابطه ها بین دو طرف عهدی پنهانی بسته میشه این عهد که من برای تو نقش کسی رو بازی میکنم که تو دوست داری پس تو هم برای من نقش کسی رو بازی کن که من دوست دارم این عهدی بیان نشده و ناخداگاهه ولی ایفای این نقش کار سختیه و نمیتونه بدون قید و شرط ادامه پیدا کنه به خصوص زمانی که زندگی رو در کنار هم شروع میکنید وقتی دیگه اون نقش ها رو بازی نکنید چه میبینی؟ متاسفانه در بسیاری از موارد هنوز ذات حقیقی رو نمیبینی بلکه ماهیتی رو مشاهده میکنید که ذات واقعی رو پوشونده ایگو اکنون چیزی برای ارائه نداره و زود میرنجه و عصبانی میشه. ایگو از چه رنجیده و از چه چیزی الان عصبانیه؟ اون از همسر خود عصبانیه چون همسرش نتونسته احساس کم بود و احساس ترس رو در اون از بین ببره. ایگو نمیدونه که وجودش بسته به همین احساس کم بود و ترسه. ایگو از همین احساس کم بود و احساس ترس هویت میگیره و خود رو زنده نگه میداره. ای کاش هر دو طرف این رابطه ی عاشقانه میدونستند که پشت نقاب ایگو حقیقت دیگه ای هم هست که زیر نفسانیت یا ایگو پنهان مونده. اگه این حقیقت دیده میشد رابطه با چنین بحرانی مواجه نمیشد. اون چیزی که به طور معمول عاشق شدن خونده میشه چیزی نیست جز تمنا و نیاز و ترس ایگو. تو به تصویری که از مخاطب خیش در سرداری وابسته میشی و نام این وابستگی رو عشق میذاری این وابستگی عشق نیست عشق تمنایی در سر نداره عشق مشوق رو در تصویری که از او ساخته زندانی نمیکنه. عشق به سادگی و بی پیرایه و بدون قید و شرط در جمله دوستت دارم خود رو آشکار میکنه. هر کجا تردیدی هست و گله و شکایتی هر کجا عصبانیتی هست و تمنایی هر کجا که خواستی معشوق تو خود رو برای تو توجیه کنه بدون که دیگه عشقی در کار نیست ای کاش میتونستید پشت صورتکی که به چهره زده اید سیمای حقیقی یکدیگر رو ببینید خود را تعریف نکن وقتی که فرهنگ قبیله‌ای دگرگون شد و تمدن شکل گرفت، تقسیم کار هم صورت گرفت. با تقسیم کار، طبقات و اصناف حاکمان، روحانیان، جنگجویان، کشاورزان، کارگران، صنعتگران و بازرگانان به وجود آمدند. در اون روزها هر کس در هر طبقه‌ای که متولد می‌شد، هویت خودش رو هم از همون طبقه می‌گرفت. در واقع شغل و حرفه هر کسی همون هویت اون محسوب می‌شد. هر کسی میدونست که چیه و کیه یعنی کار هر کسی همون نقشی میشد که اون باید ایفاش میکرد اما اونهایی که اون نقش های مبتنی بر طبقه و کار خود رو ایفا میکردن هرگز گمان نمیکردن که مشغول ایفای یک نقشن هر کسی خودش رو دقیقا همون طبقه یا حرفه خودش میدونست کم بودن کسانی مثل بودا که طبقات اجتماعی رو جدی نگرفت و اعلام کرد که اینها حقیقت آدمی نیستند بلکه اموری هستند سست و ناپایدار و اگر ما خودمون رو با طبقه اجتماعی خود یکی تلقی کنیم از حقیقت خیش در حجاب خواهیم بود حقیقتی که مثل خورشید نیمروزی در پس ابر توهمات و باورهای غلط پنهان شده در دنیای امروز مرزهای طبقات اجتماعی و ساختارهای اجتماعی به کلی فرو ریخته گرچه هنوز هستند کسانی که به شدت تحت تاثیر محیط خیشن اما اینطوری نیست که هویت افراد حتی قبل از تولدشون توسط شغلشون تعیین شده باشه در دنیای مدرن و پس و مدرن کنونی بسیارند کسانی که حتی نمیدونن کیستند و چیستند و برای چیستند کسانی که نه هدفی دارند و نه انگیزه ای معمولا وقتی مردم به من میگن دیگه نمیدونم چه کسی هستم به اونها تبریک میگم اونا مات و مبهود از من میپرسن منظورتون اینه که سردرگمی چیز خوبیه و من از اونها میخوام در این موضوع تعمل کنم سردرگمی یعنی چی؟ نمیدانم به معنای گیج شدن و سردرگمی نیست سردرگمی یعنی نمیدونم ولی باید بدونم آیا دست کشیدن از این باور که باید یا لازمه که بدونی کی هستی ممکنه؟ آیا میتونی برای پیدا کردن هویتت به افکارت وابسته نباشی؟ وقتی باور لزوم دانستن رو رها میکنی، سردرگامی چی میشه؟ ناگهان از بین میره. درست اینه که ندونی چیستی و کیستی و به دونستن اون هم نیازمند نباشی. در چنین حالتیه که غرق آرامش و دلاسودگی میشی و هجاب بین تو و حقیقت تو از میان بر میخیزه. هجاب بین تو و حقیقت تو چیزی جز هویت تو نیست که تو این هویت رو از تعریفی میگیری که در ذهن از خود داری نقشای کلیشهی و از پیش تعیین شده بدیهیه که آدم ها بر حسب دانش و مهارت و توان با هم متفاوتن کسی منکر این نکته نیست بر اساس همین ویژگی های متفاوت کار و نقش آدم ها هم با هم فرق میکنه نکته این نیست که تو توان انجام چه کاری رو داری نکته اینه که آیا تو از نقش خیش هویت کسب میکنی یا نه یعنی آیا تو حقیقت خیش رو با نقشی که ایفا میکنی یگانه میپنداری اگر چنینه هویت تو که امری واقعی نیست و ذهنیه بر حقیقت تو چیره شده همزاد پنداری با نقش و ایفای نقش در قیاب آگاهی همون ناآگاهیه دونستن این نکته آغاز رهایی از پنداره همون پنداری که تو اون رو با خود یکی گرفته ای. همزاد پنداری با نقش ها باعث جدیت و عبوسی و خشکی و شکنندگی تو میشه. وقتی که تو نقش خیش شده ای برای دیگران هم نقش های متناسب با نقش خیش قائل میشی. مثلا تو بیمار میشی و خود رو بیمار تلقی میکنی. اون وقت میری پیش پزشک و پزشک هم که از نقش خیش هویت کسب کرده تو رو نه یک انسان بلکه یک بیمار تلقی میکنه. در حالی که تو بیماری خیش نیستی و اون چیزی که حقیقتا هستی چیزی ورای بیماری تو. گرچه دانش و اطلاعات و تکنولوژی و ابزار پیشرفت کرده اما هنوز آدم های بسیاری هستند که از نقش خیش هویت می گیرن و به این ترتیب به اسارت ایگو در میان. اسارت در چنگ یک ذهنیت موهوم باعث می‌شود آدم ها با هم بیگانه بشن و نتونن با هم رابطه درست انسانی برقرار کنن. ممکنه از هویتی که از نقش کلیشه یا از پیش تعیین شده میگیری احساس رضایت کنی اما سرانجام خود رو در همین هویت موهوم گم میکنی. گاهی وظایف و مسئولیت های ما در شرکت ها و سازمان ها به نقش تبدیل میشن که به ما هویت میبخشن. نقش از پیش تعیین شده همون الگوهای نخنمای اجتماعی هن. مثل مردان سرسخت، زنان افسونگر، آدم بافرهنگ. این آدم های بافرهنگ در واقع همون کسانی هستند که پوز دانش و اطلاعات خود رو درباره هنر و ادبیات میدن. همونطوری که دیگران پوز خونه و اتومبیل و پول خود رو میدن یکی دیگه از این الگوها آدم جا افتاده و پیر کاردان بودنه در این نقش آدم ها بسیار خشک و جدی میشن و از بازی گوشی و شور زندگی جدا میافتن خواستگاه جنبش هیپی های آمریکا در دهه شست رد الگوهای نخنمای اجتماعی و کلیشه ها و قالب های از پیش تعیین شده ی فرهنگی بود اونا معتقد بودند که فرهنگ و سیاست و اقتصاد وقت آمریکا بر مبنای نفسانیت بنا شده. اونا نمیخواستن نقشهایی رو بازی کنن که خانواده و اجتماع ازشون میخواستن. اونا میخواستن خودشون باشن بدون هیچ فشاری از جانب محیط. جالب اینجاست که شروع این جنبش همزمان شد با جنگ آمریکا با ویتنام که در اون هفت هزار جوان آمریکایی و سه میلیون ویتنامی کشته شدن. این جنگ چیزی نبود جز جنون و فساد ذهنیتی که در پشت فرهنگ اجتماع نهفته بود. در دهه پنجاه آمریکا آدمها تقریبا شبیه هم بودند، اما در دهه شصت عده بسیاری از جوانان نخواستند کپی دیگران باشند. اونا اصالت میخواستند و از کلیشه ها دوری میکردند. اونا از هویت مهم جمعی روی گردان بودند و دوست داشتند این ماسک سنگین رو از روی چهره حقیقی خیش بردارند. اونا طالب اصالت بودند. جنبش هیپی های آمریکایی در دهه شست موجب ترک خوردن ساختار سفت و سخت ایگوی غربی شد. گرچه این جنبش هم فروکش کرد اما فضا رو برای تنفس جان آدمی کمی بازتر کرد. همین جنبش بود که باعث شد تا درهای فرهنگ غربی به روی معنویت شب باز بشه و بینش اشراقی در اون دیار رواج پیدا کنه. این جنبش در بیدار ساختن آگاهی انسانی جایی ویژه داره نقش های گذرا اگه کمی بیدار بشی و خودت رو افکار و احساسات و انگیزه هات رو مشاهده کنی متوجه میشی که با همه یک جور برخورد نمی کنی. مثلا با رئیس اداره یک جور هستی و با آبدارچی اداره جور دیگه ای. روش حرف زدنت با یک کودک با روش حرف زدنت با یک بزرگسال تفاوت داره چرا اینطوریه؟ چون تو خودت نیستی و نقش بازی میکنی و اون چیزی که به دیگران نشون میدی چیزی جز نقش هایی نیست که مدام عوضشون میکنی اگه کمی دقت کنی متوجه میشی که مشغول ایفای نقش هایی هستی که شرایط برات تعیین کرده تیفی گسترده از الگوهای نخنمای اجتماعی بر نوع رابطه تو با دیگران تأثیر میذاره به جای انسان ها تصویرهای ذهنی هستند که با هم در ارتباطن ماسک هستند که با هم گفتگو دارن نه آدم ها هرچی بیشتر در نقش خودت فرو بری و خودت رو در الگوهای ذهنی کهنه شرایط و محیطت گم کنی از برقراری رابطه ای درست و انسانی با دیگران عاجزتر میشی تو از خودتو از دیگران تصویری در ذهنت ساخته ای و این تصویر رو جانشین واقعیت زنده اونها کرده ای. اونها هم با تو همین طور رفتار میکنن. بنابراین تو نیستی که با اونا حرف میزنی و با اونها ارتباط برقرار میکنی. بلکه دو تصویر جعل شده است که روبروی هم گذاشته میشن. این تصویرها مردند و نمیتونن با هم گفتگو کنند. اونها نمیتونن با هم رابطه برقرار کنند. بنابراین شگفتاور نیست که آدمها تا به این اندازه دشمن هم دیگر و با هم در ستیز و مجادل راهبی که کف دستاش عرق می کرد. در زمان قدیم راهبی بود به نام کازان. اون استاد طریقت زن بود. روزی اون مراسم تدفین یکی از بزرگان شهر رو برگزار می کرد. قرار بود حاکم و وزیران هم در این مراسم شرکت کنند. راهب کمی مضطرب بود و کف دستاش عرق کرده بودن روز بعد راهب شاگردان خود را فرا خواند و بهشون گفت من دیگه نمیتونم استاد شما باشم چون هنوز قادر نیستم در مقابل همه انسان ها یکسان رفتار کنم و اونها رو یکسان ببینم او این سخنان رو بر زبان جاری ساخت و سپس از صومعه بیرون رفت و نزد استادی دیگر شروع به شاگردی کرد هشت سال بعد، کازان به بیداری و روشنی رسید و نزد شاگرداش برگشت. خوشبختی حقیقی و خوشبختی کازه آدم ها اغلب ادای یک آدم خوشبخت رو در میارن و در درون خیش چنین احساسی ندارند. وقتی که قم و قصه در پشت ظاهری خندان پنهان میشه، وقتی انسان وجود غم را حتی برای خودش هم انکار میکنه افسردگی اختلالات مختلف و واکنش های افراطی شایع میشه حالا بسیار خوبه نقشی که ایگو در آمریکا بیشتر از کشورهای دیگه ای که در اونها غمگین و بدبخت به نظر رسیدن پدیده عادی و از این رو از لحاظ اجتماعی قابل قبول تر ایفا میکنه شاید مبالغه باشه ولی شنیدم در پایتخت یکی از کشورهای اسکاندیناوی اگه به غریبه ای در خیابون لبخند بزنی این امکان وجود داره که تو رو به جرم مستی دستگیر کنه اگه احساس خوشبختی نمی کنی و برعکس احساس بدبختی می این احساس رو انکار نکن عدم انکار احساس بدبختی به معنای این نیست که تو حقیقتا بدبخت هستی حقیقت تو چیزی ورای چنین احساسیه فقط ببین که در تو چنین احساسی هست بگو در حال حاضر احساس خوشحالی نمی کنم چون خوشحال نبودن در ذاتت وجود نداره پس نگو خوشحال نیستم بگو در حال حاضر احساس خوشحالی نمی کنم و بعد اون رو بررسی کن شاید شرایطی که در اون قرار گرفته ای ارتباطی با این حالتت داشته باشه شاید لازمه برای تغییر شرایط کاری انجام بدی یا خودت رو به طریقی از اون وضعیت خارج کنی اگرم نمیتونی کاری در این باره انجام بدی باهاش رو به رو بشو و بگو خب در حال حاضر همینیه که هست یا باید اون رو بپذیرم و یا احساس بدبختی کنم دلیل اصلی شاد نبودن وضعیت و شرایط نیست بلکه افکار تو درباره اونه آگاه باش به این افکار شرایط همیشه همون طوری که باید باشن یعنی خونسا هستن افکارت رو از اون جدا کن بگو این وضعیت موجوده و این هم افکار من درباره اونه. به جای اینکه بیا یا داستانی سرهم کنی، واقعیات رو در نظر بگیر. مثلا اگه بگی خون خراب شدم، داستانیه که تو رو محدود میکنه و مانع از انجام اقدامی موثر میشه. ولی اگر بگی و بدونی فقط پنجاه سنت در حساب بانکیم باقی مونده، یک واقعیت. روبرو شدن با واقعیات همیشه به تو اختیار و انرژی میده. بدون که افکار تو تا حدود بسیار زیادی باعث ایجاد احساساتته به ارتباط بین افکار و احساسات توجه کن و به جای اینکه به افکار و احساسات تبدیل بشی شاهد آگاه اونها باش به دنبال شادی نگرد اگه دنبالش بگردی پیداش نمی کنی چون جستجو کردن نقطه متضاد شادیه شادی همیشه گریز پایه ولی با روبرو شدن با واقعیات نه با داستانهایی که ذهنت ساخته در هر لحظه رهایی از غم امکان پذیره شاد نبودن و احساس بدبختی هجابیه بر روی حقیقت تو این هجاب رو کنار بزن حقیقت تو چیزی جو سعادت نیست حالت طبیعی خوشحالی و آرامش درونته که سرچشمه شادی واقعیه پدر یا مادر بودن، نقش یا وظیفه. بسیاری از بزرگسالان وقتی با فرزندشون حرف میزنن نقش بازی میکنن. اونها از اصوات و کلمات لوس و بچگونه استفاده میکنن. با کودک به عنوان فردی حقیرتر از خودشون حرف میزنن و اونو با خودشون یکی نمیدونن. این واقعیت که تو موقتا از اون بیشتر میدونی یا بزرگتر اون هستی به این معنی نیست که باهاش برابر بر نیستی پدر یا مادر بودن نقشی که ایفا میشه پرسش اینه آیا میتونی وظیفه های پدری یا مادری خود رو به طور شایسته به جا بیاری بدون اینکه از این وظیفه ها نقشی بسازی و از این نقش ها بگیری وظیفه های پدرها و مادرها کدومه اینکه نیازهای طبیعی بچه هاشون رو برآورده کنن اونها رو از خطرها دور کنن و هنگام ضرورت اونها رو راهنمایی کنن وقتی که این وظیفه ها تبدیل به هویت تو میشه زمانی که احساس تو وابسته نسبت پدری یا مادری توه اون وقت پیداست که این وظیفه ها رو چنان گنده کرده ای که به تمام زندگیت سایه افکندند و از این وظیفه هویت میگیری اگه در این وظیفه ها مبالغه کنی توقع بچه ها از حد ضرورت ها میگذره و لوس بار میاد وقتی که بچه ها رو بیش از حد از خطر دور میکنی مانع میشی که اونها دنیای خود رو کشف کرده و زندگی رو تجربه کنن هنگامی که راهنمایی به امر و نه تبدیل میشه تحمل بچه ها به پایان میرسه و اونها اسیان میکنن به طور طبیعی وظیفه پدر یا مادر بودن زمانی به پایان میرسه اما هویت گرفتن از نقش پدر یا مادر بودن باعث میشه این وظیفه ها تا آخر عمر همراه تو باشند اون وقتی که نمیتونی از نقش پدر یا مادر دست بکشی تو نیازمند خواهی بود که فرزندانت همیشه به تو نیازمند باشن به این ترتیب به فرزند چهل ساله خود هم خواهی گفت که تو بهتر از اون میتونی مسلحت زندگیش رو تشخیص بدی پس این تویی که باید به جای او و برای زندگی او تصمیم بگیری هنگامی که پدر یا مادر بودن به یک نقش هویت ساز تبدیل میشه رابطه پدر یا مادر با فرزندان خیش مخدوش میشه یعنی اینها از برقراری یک رابطه سالم و طبیعی عاجز میمونن هنگامی که پدر یا مادر از نقش خود به عنوان پدر یا مادر بودن هویت میگیره اون وقت میترسند از اینکه وظیفه پدری یا مادری اونها به پایان برسه و اونها هویتشون را از دست بدن همین احساس ترس باعث میشه که اونها با سرزنش و انتقاد از فرزنداشون تلاش کنند تا سلطه خود بر فرزندانشون را حفظ کنند تا هویتشون به مسابه نقش پدری یا مادری حفظ بشه اونا ظاهرا نگران از دست رفتن فرزندان خیشن اما در باتن نگران از دست رفتن هویت خیشن ایگو انگیزه این نداره جز اینکه خود را فربه کنه ایگو بسیار ظریف عمل میکنه و گاهی به حدی زیرکانه تغییر چهره میده که حتی خود کسی که ایگو در اون فعاله هم متوجه این مسئله نمیشه ایگوی مبتنی بر نقش پدری یا مادری تلاش میکنه خود رو از طریق فرزندان کامل جلوه بده بنابراین فرزندان باید مدام سرزنش بشن و یا مورد انتقاد قرار بگیرند و احساس نقص و کمبود کنند ایگو در برابر احساس نقص و کمبود فرزندان احساس کمال و پری میکنه پدر یا مادری که از نقش خود هویت کسب میکنه میخواد از طریق فرزندان به همون چیزهایی برسه که خودش نرسیده اگه فرزند اونها برای خودش کسی بشه اونها هم احساس میکنن که به واسطه فرزندشون کسی شدن بنابراین مدام این نکته رو گوش زد میکنن که منو من نوامید نکن من برای تو زحمت زیادی کشیدم تا به جایی برسی و برای خودت کسی بشی زحمت منو ضایع نکن من تاییدت نمی کنم تا تو احساس گناه کنی و سرانجام آرزوی منو برآورده کنی بنابراین کاری رو بکن که من میگم من خیر تو رو میخوام و تو خیر خودتو نمیدونی اگر اون چیزی که من میگم و اون جوری که من میگم و میخوام عمل نکنی دیگه تو رو نمیخوام و دوستت نخواهم داشت نگاه کن و ببین این انگیزه ها تا چه اندازه مزهکن پشت همه این انگیزه ها ایگو نشسته با بعضی از پدر مادرها درباره این موضوع صحبت کردم اونها با شگفتی گفتن اوه خدای من ما اینطوری بودیم و نمیدونستیم با مشاهده ایگوی نهفته در وجود خیشتن این ایگو از بین میره آگاهی رهاییه اگه کسی با تو رفتاری مبتنی بر ایگو و نفسانیت داره بهش نگو تو اسیر ایگوی خیش هستی و رفتار تو مبتنی بر جهل و نادانیه این حرف باعث میشه ایگو اون حالت دفاعی به خود بگیره و اون بیشتر در جهل و نادانی خیش فرو بره برای تو همین کافیه که در رفتار اون نفسانیت و ایگوش رو ببینی و رفتارش رو به پای خیشتن حقیقیش نذاری مهم اینه که خسم خود نباشی یعنی اگر ایگو و نفسانیت رو در خیش دیدی دشمن خیش نشی دشمنی با خود هرگز باعث از بین رفتن نفس یا ایگوی تو نمیشه اگه برای از بین بردن ایگوی خیش با اون بجنگی جنگ تو ایگوی تو رو تشدید و کینه ورتر میکنه مشاهده ایگو یا نفس کافیه مشاهده همون آگاهیه نفس یا ایگو تا به آگاهی تو رو نداره اگه والدین تو رفتاری ایگویی دارن فقط کافی ایگو رو در رفتارشون مشاهده کنی و بهش آگاه بشی اما لازم نیست چیزی بگی و با ایگوی اونها بجنگی اگه با ایگوشون نجنگی و ایگو همچنان باقی بمونه و شیطنت کنه حداقل فایده نجنگیدن تو با ایگوی اونها اینه که حالا دیگه میتونی اونها رو از شفقت سرشار خیش بهرمند کنی شفقت تو شفای اونها از بیماری ایگوه حالا دیگه رفتار اونها رو به خود مربوط نمیدونی یعنی رفتار اونها رو شخصی نمی کنی در زم توقعات تو از اونها هم از بین میره دیگه نمیخوای اونها با تو چنین و چنان باشن متوجه میشی که اونها هنوز به ساحت بیداری نرسیدن و هنوز نتونستند خود رو از نقششون جدا کنن اینجوری دیگه احساس ناخرسندی نمی کنی از اینکه اونا تو رو نمیفهمن و یا تو رو تایید نمیکنن چرا اصرار داری اونا تو رو بفهمن و یا تو رو تایید کنن اگه اونها تو رو بفهمن و یا تاییدت کنن در اون چیزی که تو حقیقتا هستی چه تغییری ایجاد خواهد شد این توقعات مالی خولیایی فقط موجب تقویت احساسات منفی تو خواهد شد و بس آیا بعضی از فکرهای تو همون صداهای پدر یا مادر تو نیست که در فضای سر تو میپیچه؟ آیا همون صداها نیست که میگه تو اونقدرها که باید خوب نیستی تو هیچ چیز نمیشی تو لیاقت و استعداد نداری اگه هوشیار لحظه ها باشی و مشاهدگر افکار و احساسات خیش در میابی که صدای درون سر تو یک فکره فکری شرطی شده که از گذشته ها رسوب کرده حضور تو که همون آگاهی توه گذشته ناآگاه شرطی شده در تو رو از بین میبره رام راس نویسنده میگه اگه میخوای بدونی تا چه اندازه به روشنی و روشن شدگی رسیده ای چند روزی رو با پدر مادرت بگذرون رابطه ای تو با پدر مادرت میاریه که میتونی با اون میزان حضور و آگاهی خود رو بسنجی هر اندازه که رابطه ای تو با کسی یا کسانی طولانی تر بوده باشه به حضور و آگاهی بیشتری نیاز داری تا در چنگ اون رابطه نیفتی و گذشته خود رو دوباره تکرار نکنی رنج آگاهانه اگه فرزندان جوان داری بهشون کمک کن راهنماییشون کن و تا جایی که میتونی از اونها محافظت کن ولی از همه اینها مهمترینه که بهشون فضا بدی فضای بودن تو وسیله به دنیا آوردن اونها بوده ولی اونها متعلق به تو نیستن اعتقاد به این موضوع که من صلاح تو رو میدونم شاید وقتی که اونها در سنین پایین تری هستن درست باشه ولی هر چقدر بزرگتر میشن این مسئله کمتر در موردشون صدق میکنه هر چقدر توقعاتت از چگونگی پیشرفت زندگیشون بیشتر باشه نشون میده که به جای اینکه در کنارشون حضور داشته باشی بیشتر داری در ذهن خودت زندگی میکنی اونها در نهایت اشتباهاتی مرتکب میشن و مثل همه مردم درد و رنج ناشی از اون رو تجربه میکنه. در واقع این اشتباهات شاید فقط از نظر تو اشتباهن و اون چیزی که در نظر تو اشتباهه میتونه دقیقا همون تجربه باشه که فرزندت بهش نیاز داره تا جایی که میتونی به فرزندت کمک کن راهنماییش کن ولی این رو هم درک کن که گاهی باید به با اونها فرصت اشتباه کردن بدی به خصوص وقتی به سنین بزرگسالی نزدیک میشن گاهی شاید لازم باشه بهشون اجازه رنج کشیدن هم بدی رنجی که میتونه غیر منتظره یا در اثر اشتباهات خودشون به وجود بیاد آیا خوب بود اگه میتونستین اونها را از همه درد و رنج های دنیا حفظ کنید؟ نه به هیچ وجه چون به عنوان یک انسان تکامل پیدا نمی کردن و هویتشون به اشکال خارجی وابسته باقی می موند و به این ترتیب سطحی باقی می موندن. رنج کشیدن انسان رو امیختر می کنه. نکته جالب اینجاست که فرزندان تو به این دلیل دوچار رنج میشن که از اشیا هویت می گیرن. اما نباید فراموش کرد که همین رنج که باعث میشه اونها متوجه هویت کاذب خود بشن و به خیشتن خیش برگردند. ایگو سرچشمه بسیاری از رنج ها و دردمندی های. اما اگر رنج وارد قلم روی آگاهی انسان بشه و انسان آگاهانه رنج بکشه همین رنج آگاهانه موجب رهایی اون از ایگو میشه. تقدیر بشر رنج کشیدنه ولی نه اونطوری که ایگو فکر میکنه. یکی از خطاترین ترین فرضیه های ایگو و یکی از افکار متعدد گمراه کننده اینه که من نباید رنج بکشم. گاهی این فکر رو به یکی از نزدیکانت هم منتقل می کنی. فرزند من نباید رنج بکشه. خود این فکر در ریشه رنج قرار داره. رنج کشیدن هدف اصیلی داره. تکامل و دمیدن خورشید آگاهی و فروپاشی ایگو. خصومت تو با ایگو و مقاومت تو در برابر اون ایگو رو جریتر می کنه و موجب درنگ بیشتر ایگو در تو میشه. هنگامی که رنج خیش رو میپذیری به ساحت آگاهی نزدیکتر میشی وجود رنج و درد رو در مورد خودت یا نزدیکانی مانند والدین یا فرزندانت بپذیر در گیرودار رنج کشیدن همیشه تحولی صورت میگیره و آتش رنج به نور آگاهی تبدیل میشه ایگو میگه من نباید رنج بکشم و این فکر باعث ایجاد درد و رنج بیشتری در تو میشه این طرز فکر نوعی تحریف واقعیت که همیشه متناقضه واقعیت اینه که باید وجود رنج رو بپذیری تا بتونی از اون فراتر بری آگاهانه پدری و مادری کنی بسیاری از فرزندان معتقدند که مسبب درد و اندوه اونها پدر و مادرشونه این اعتقاد روابط اونها رو تیره و تار میکنه فرزندان دوست دارند که پدر و مادر در زندگی اونها حضور داشته باشند نه اینکه نقش پدر و مادر رو در زندگی اونها بازی کنند اونها طالب نقش تو نیستن بلکه طالب حضور تو هستن ممکنه برای فرزندانت مایه زیادی بذاری و براشون زحمت بکشی اما این کافی نیست و این چیزی نیست که اونها میخوان در واقع اگر از ذات خیش یعنی از اون هستی آگاه بیخبر باشی کار و زحمت تو سمری نمیده ایگو چیزی درباره هستی یا بودن نمیدونه ولی گمان میکنه با هرچه بیشتر انجام دادن کارهای مختلف سرانجام میتونی با جمع کردن کرده هات در زمانی در آینده احساس کامل بودن بکنی یعنی ایگو چنین تلقی میکنه که هرچقدر بیشتر کار انجام بدی در آینده کامل و خوشبخت خواهی شد به این ترتیب تو از لحظه واقعی حال به آینده موهوم پرتاب میشی تو در آینده خوشبخت و کامل نخواهی شد چون آینده چیزی جز یک وهم نیست و برای همین چیزی هم در اون به وجود نخواهد اومد و فقط خودت رو در این کرده ها و کارهایی که باید انجام بدی و کارهایی انجام شده گم میکنی کل تمدن در حال گم کردن خود در دستاوردهایی که ریشه در هستی و بودن ندارند و از این رو بی سمرن. چطور میتونی حس وجود یا بودن رو وارد زندگی یک خونواده پرمشغله بکنی؟ کلید این کار توجه به فرزندته. دو نوع توجه وجود داره. نوع اول اون رو میتونیم توجه مبتنی بر اشکال و مادیات بدونیم. نوع دوم توجه بیشکله. توجهی که بر اساس شکل و مادیات قرار داره همیشه به نحوی با ارزیابی در ارتباطه مثل تکالیف تو انجام داده ای شام تو بخور اتاق تو مرتب کن مسواک بزن این کارو بکن اون کارو نکن زود باش حاضر شو چرا دیر کردی چرا انقدر زود حاضر شدی بدیهیه که شکل و ظاهر اعمال و رفتار ما اهمیت داره اما اگه توجه بفرزند فقط متوجه این چیزها باشه اون وقت مهمترین چیز ندیده گرفته شده مهمترین چیز هستی فرزند تو فرزند تو همون حقیقتیه که همه چیز و همه کس رو از خود سرشار کرده تو باید این حقیقت زنده نامیرا رو درو ببینی تو باید حقیقت او رو ببینی حقیقت او حقیقت تو و همچنین حقیقت همه چیز و همه کس نباید ظواهر هستی فرزند تو حجاب حقیقت اون بشه هنگامی که در کنار فرزندت هستی با همه وجود در کنار او باش وقتی به فرزندت نگاه میکنی به حرفاش گوش میدی او رو لمس میکنی یا بهش در انجام کاری کمک میکنی هوشیار، ساکن و کاملا حاضر باش و به دنبال هیچ چیز غیر از اون لحظه ای که هست نباش به این ترتیب تو در را رو به روی حضور هستی کل یا ذات گشوده ای. در این لحظه باشکوه حضور تو دیگه پدر یا مادر نیستی بلکه اون آگاهی بیکرانه هستی که از خلال وجود تو میبینه و میشنبه و لمس میکنه تو اون هوشیاری فنا ناپذیری هستی که همکنون در صورت پدر و فرزند و مادر و همه چیز و همه کس خود رو ظاهر ساخته حالا دیگه تو از قالب خود و فرزند خیش فراتر رفته ای و بود بی زمانی و بی هستی خیش رو لمس کرده ای. شناخت آگاهانه فرزند تو یک انسان هستی این جمله به چه معناست؟ گاهی میگی من بر زندگی خود کنترلی ندارم تو این حرف رو میزنی و نمیدونی که توان اداره زندگی به معنای کنترل زندگی نیست بلکه ایجاد تعادل بین بود انسانی و بود معنوی یا بودن یا همون هستی و وجوده مادر، پدر، شوهر، زن، جوان یا پیر همه نقش هایی هستن که ایفا میکنی وظایفی که انجام میدی حالا این وظیفه هر چی میخواد باشه همه متعلق به ابعاد انسانی هستند این وظایف جای خود رو دارند و محترمند ولی به تنهایی برای ایجاد زندگی یا رابطه واقعی و پرمعنا کافی نیستند مهم نیست چقدر سخت در تلاشی و به چه اهدافی رسیده ای ولی این بود از انسانیت هرگز به تنهایی کافی نیست بود ضروری دیگه بودنه این رو میتونی در حضور هوشیار و ساکن خداگاهی که معنای وجودت پیدا کنی انسان شکل بودن بی انسان و بودن از هم مجزا نیستن بلکه در هم تنیدن تو از بود انسانی بدون شک از فرزندت برتری بزرگتری قویتری بیشتر میدونی کارهای بیشتری میتونی انجام بدی اگه فقط این بود رو میشناسی نسبت به فرزندت گرچه به صورت ناآگاهانه احساس برتری میکنی و باز هم هرچند ناآگاهانه کاری میکنی که فرزندت احساس حقارت کنه هیچ مساواتی بین تو و فرزندت وجود نداره چون در روابطتون فقط شکل و مادیات حکم فرمایه. و از لحاظ شکل البته هم که با هم برابر نیستی شاید فرزندت تو دوست داشته باشی ولی علاقه تو به اون فقط در بود انسانی خلاصه شده یعنی شرطی انحصار طلبانه و متنابه تنها فراتر از شکل و در بودن که شما با هم برابری و فقط وقتی که بود بیشکلی خودت رو پیدا کنی عشق واقعی در روابطتون حکم فرما خواهد شد حضور وجودت و من جاودانه خود رو در دیگری پیدا میکنه و دیگری که در این مورد فرزندته احساس میکنه دوستش داری یا در واقع از وجودش آگاهی دوست داشتن یعنی بازشناختن خود در دیگری در این حالت فکر غیر بودن یا از خود نبودن دیگران تنها یک توهمه که به قلم روی صرف انسانی یعنی قلم روی اشکال یا مادیات تعلق داره تمنای عشق که در هر کودکی هست تمنای شناخته شدن و آگاه شدن از وجود اونه نه در سطح شکل بلکه در سطح بودن یا وجود اگه والدین فقط برای بود انسانی کودک ارزش قائل باشند و بودن یا وجود اون رو ندیده بگیرن کودک فقدان بودی حیاتی رو در این میان حس میکنه از رابطهش با والدین ناراضیه و دردی نهفته درونم باشته میشه و گاهی نسبت به والدین خود ناخداگاه احساس خشم و دلخوری میکنه. به نظر میرسه این رنج اگه زبون باز کنه خواهد گفت چرا از وجود من آگاه نیستن؟ وقتی کسی به وجود تو واقفه این وقوف باعث میشه بود بودن از طریق هر دوی شما بیشتر وارد این دنیا بشه. این همون عشقیه که دنیا رو شفا میده. من در این مورد به طور خاص به فرزندت اشاره کردم ولی این در مورد همه روابط صدق میکنه میگن خدا عشقه ولی این مطلقا درست نیست خداوند هستی یگانه درون و فراتر از اشکال بیشمار زندگیه عشق تلویحا یعنی دوگانگی عاشق و معشوق فعل و مفعول ولی عشق در واقع یعنی شناخت یگانگی در دنیای دوگانگی ها. این تولد خدا در دنیای شکله. عشق از مادیت و سنگینی دنیا می و اون رو در مقابل بود خدایی و نور خداگاهی شفافتر و زلالتر می رهایی از ایفای نقش انجام وظایف در هر شرایطی بدونی که اون رو تبدیل به نقشی بکنیم که هویتمون رو وابسته به اون میدونیم درسی حیاتی در هنر زندگی که همه ما برای فرا گرفتن اون اینجا هستیم یعنی هر کدوم از ما اینجا هستیم تا بتونیم ماسکای خود را برداریم و سیمای حقیقی خیش رو آشکار کنیم. دست دستاورد بزرگ زندگی ما رهایی از نقش‌های که از اونها هویت می‌گیریم. اگه بتونی هر کاری رو برای خود اون کار انجام بدی و نه به عنوان وسیله که هویتی بهت میده اون وقت در انجام اون کار موفق بوده ای نقش چیه؟ همه ی نقش ها برداشتی مهم و متخیلی از خود هستند که از طریق اون همه چیز رو شخصی تلقی میکنیم و به این ترتیب من واهی ساخته ی ذهن و هر نقشی که مشغول ایفای اونه همه چیز رو تحریف میکنه و از مسیر خود خارج میکنه. اکثر افرادی که در این جهان در جایگاه قدرت قرار دارند مثل سیاستمداران، شخصیت های تلویزیونی، رهبران مشاغل و مذاهب به جز چند استثناء قابل توجه هویتی کاملا وابسته به نقششون برای خود ساختن. این افراد شاید افرادی سرشناس و عالی مرتبه باشند ولی چیزی جز بازیگرانی ناخداگاه در بازی ایگو نیستن بازی چه هایی اسیر دست ایگوی خیر. این بازی با اینکه ظاهرا مهم به نظر میرسه ولی واقعا و در نهایت آری از هر گونه هدف راستینه فاقد شکوه و معناه شکسپیر میگه نمایشی که توسط یک احمق نوشته و اجرا میشه پر از حیاهوی بسیاره اما بیمعنیه جالب اینجاست که در زمان شکسپیر تلویزیونی وجود نداشت اما گفته او در زمانه ما مصادیقی بیشتر از زمان خود او داره. نمایش آدم های احمق رنج آفرینه هم برای خودشون و هم برای دیگران. سر همه این رنج ها ایگوه. ایگو آتشی میفروزه. اون آتش رو شعله برتر میکنه و سرانجام خود در اون آتش میسوزه. در دنیای شخصیت های بازیگر اون معدود افرادی که تصاویر دست ساخته ذهنشون رو منعکس نمی کنن، که حتی گاهی در تلویزیون و رسانه ها و دنیای مشاغل هم دیده میشن، و عملکردشون از هسته امیختری از وجودشون سرچشمه می گیره، کسانی که سعی نمی کنن بیشتر از اون چیزی که هستن به نظر برسن و فقط خودشون هستن در میان همه متمایز به نظر می رسن. و تنها کسانی هستند که واقعا تفاوتی در این دنیا ایجاد می کنند. اونا خداگاهی نوین رو با خود به ارمغان میارند. در هر کاری قدرت و اختیار بیشتری دارند. چون اعمالشون در راستای هدف کل قرار داره. فقط همون حضور اونها ساده، طبیعی و خالی از تظاهر و تأثیری متحول کننده روی افرادی داره که باهاشون برخورد دارن. وقتی که ایگو پادرمیونی نمیکنه تو دیگه نقش بازی نمی کنی بلکه خودتی وقتی که از ایگو خالی هستی دیگه به دنبال باد کردن خود نیستی نمیخوای خود رو فربه کنی و بزرگ و قدرتمند و مهم جلوه بدی تو چنانچه هستی هستی هنگامی که اصالت داری از تاب و توان بیشتری برخوردار هستی با چنین تاب و توانیه که بر حوزه عمل خیش چیره هستی از پس کارها به خوبی و با آسونی بر یک نکته رو به یاد داشته باش برای اصالت داشتن و خود بودن لازم نیست تلاش کنی در غیر این صورت ایگو با زیرکی برای نفوذ و چیرگی بر تو راهی تازه پیدا کرده یعنی تو از این تلاش کسب هویت میکنی به محض اینکه تلاش میکنی و میکوشی فلان و یا بهمان باشی به دام ایفای نقش افتاده ای. توصیه خود باش توصیه خوبیه اما همین توصیه ممکنه تو رو به اشتباه بندازه یعنی ممکنه ذهن پا درمیونی کنه و بگه خب بذار ببینم چطوری میتونم خودم باشم اون وقت همین ذهن یا ایگو طرحی میریزه که خودش بشه و بر اساس همین طرح هم عمل میکنه یعنی نقش بازی میکنه چگونه میتوانم خودم باشم پرسش غلطیه این پرسش چنین مضمونی رو در برداره که تو باید کاری بکنی تا خودت باشی یا خودت بشی تو خودت هستی بی آنکه بخواهی خودت باشی بر این خود یعنی همون چیزی که اکنون هستی چیزی اضافه نکن ممکنه بگی من میدونم کی هستم اما نمیدونم چه کسی هستم با این ندانستن کلنجار نرا آسوده باش جای نگرانی نیست اگر با این هستی آسوده باشی دیگه چیزی نمیمونه که تو نباشه اکنون تو هستی و این هستی همون هستی نابیه که فراسوی زمان و مکانه و چیزی نیست جز امکانات بیکران نه مفهوم و تصویری در ذهن تلاش نکن خودت رو تعریف کنی تو برای بودن نیازی به تعریف نداری وقتی که خود رو تعریف میکنی در واقع اشاره میکنی به اون تصویری که از خود در ذهن داری تو این تصویر نیستی حقیقت تو در قاب هیچ تصویری نمی گنجه. نگران این هم نباش که دیگران چه تعریفی از تو دارن و چه تصویری از تو در ذهن خیش ترسیم کرده. اون وقتی که دیگران تو رو تعریف میکنن و یا درباره تو نظر میدن، اونا چیزی درباره تو به تو نمیگن، بلکه درباره شیوه نگرش خود نسبت به تو یا شیوه نگرش دیگران درباره تو دارن سخن میگن. بنابراین مشکل مشکل اوناست نه تو. وقتی که با دیگران در ارتباط هستی نقش بازی نکن بلکه حضوری باش آگاه و سرشار از شور و سرمستی ایگو نقش بازی میکنه چرا چون ایگو بر پایه یک فرض اشتباه گمان میکنه که من کافی نیستم گمانهای اشتباه دیگه که به دنبال این طرز فکر اشتباه بنیادی و اصلی میان اینها هستند. باید نقش بازی کنم تا به موقعیت مطلوب خود برسم. باید بیشتر داشته باشم تا بیشتر و بهتر باشم اما تو نمیتونی بیشتر از خودت باشی چون تو در همین شکل و اندازه کنونی خود محل ظهور و جلوگاه هستی مطلق هستی تو با ذات زندگی در همین شکل ها و صورت کنونی دیگانه هستی در دنیای کسرت ها و صورت تو با دیگران تفاوت داری تفاوت تو با دیگران ملاک برتری یا فروتری تو نسبت به دیگران نیست ذات همه چیز و همه کس یگانه است این ذات یگانه وحدت بخش همه پدیده هاست اگر این یگانگی رو دریابی ساده و فروتن و گشاده و پذیرا میشی چون بیدار میشی نشانه های آدم بیدار سادگی و بصیرت و گشودگی او ایگو به تکبر و تجمل و نادانی تکیه داره ایگوی بیمارگونه ایگو در معنای گسترده تر به هر شکلی که باشه بیمارگونه است اگه به ریشه کلمه بیمارگونه یعنی پاتولوژیکال دقت کنیم متوجه میشیم که چقدر این کلمه برای ایگو مناسبه گرچه از این کلمه به طور عادی برای توصیف وضعیت بیماری استفاده میشه ولی از کلمه پاتوس به معنی رنج کشیدن گرفته شده این البته دقیقا همون چیزیه که بودا در 2600 سال قبل متوجه شد که مشخصه بارز وضعیت انسانه ولی کسی که در چنگ ایگو گرفتاره رنج رو به معنی رنج نمیشناسه بلکه اون رو تنها پاسخ مناسب در مقابل شرایط خاص میدونه ایگو که ذاتا کوره نمیتونه ببینه چه رنجی رو بر خود و دیگران تحمیل میکنه شاد نبودن یک بیماری ذهنی احساسیه که ایگو اون رو ساخته و همه گیر شده این حالت معادل درونی آلودگی محیط زیست روی کره زمینه بشر حالات منفی مانند خشم، استراب، تنفر، رنجش، نارضایتی، قبطه، حسادت و مانند اینها رو منفی نمیدونه بلکه کاملا توجیهشون میکنه و از اونها نه به عنوان حالتی که خود اون رو ایجاد کرده بلکه حالتی که فردی دیگه یا عاملی بیرونی اون رو موجب شده سوء برداشت میکنه یعنی ایگو غیر مستقیم میگه به نظر من مسئول رنج و عذاب من تو هستی ایگو نمیتونه بین شرایط و تفسیری که از شرایط میکنه و واکنشی که در مقابل اون نشون میده فرق بذاره شاید تو بگی چه روز وحشتناکی بدون اینکه متوجه باشی که باد، بارون یا هر شرایطی که در برابرش چنین واکنشی نشون میدی واقعا وحشتناک نیستن بلکه همین هستن که هستن چیزی که وحشتناکه واکنش تو، مقاومت درونیت در برابر اون و احساسی که به دنبال این مقاومت در تو ایجاد میشه به قول شکسپیر خوب و بدی در میان نیست فقط فکر که اون رو میسازه علاوه بر این ایگو اغلب از رنج و درد یا منفی بافی با عنوان نوعی لذت سوء برداشت میکنه چون تا حدود زیادی خود رو به وسیله اون تحکیم میکنه مثلا خشم و دلخوری شدیدن از طریق افزایش حس جدایی از دیگران، تاکید بر غیر بودن دیگران، و ایجاد ذهنیت قلعه مانند و نفوذ ناپذیر برحق بودن باعث تحکیم ایگو میشه. اگه میتونستی تغییرات روانشناسی ایجاد شده در جسمت رو در هنگام حاکمیت چنین حالات منفی گرایانه ای مشاهده کنی و میدیدی که چه تاثیرات مخربی بر روی عملکرد قلب و سیستم های گوارشی و ایمنی و عملکرد های بیشمار جسمانی دیگه ای در بدنت دارند به وضوح برات روشن می شد که این حالات در واقع بیمارگونه و شکل های مختلفی از درد و رنج هستن نه لذتی که ایگو فکر می کنه هر وقت حالات منفی بر تو حاکمه چیزی در تو هست که این حالات رو می خواد براش لذت بخشه یا تصور می کنه از طریق این حالات می تونه به خواسته های خود برسه در غیر این صورت چه کسی دوست داره در این حالات منفی باقی بمونه خود و دیگران رو بیچاره کنه و باعث ایجاد بیماری در بدن بشه پس هر وقت متوجه حالتی منفی در خودت شدی اگه بتونی درست در همون لحظه از این موضوع آگاه بشی که چیزی در تو هست که از این حالت لذت میبره یا تصور میکنه برات فایده ای داره در واقع مستقیما از ایگو آگاهی پیدا کردی درست در چنین لحظه ای هویت تو از وابستگی به ایگو به سمت آگاهی حرکت میکنه و این یعنی ایگو در حال تضعیف و خداگاهی در حال رشد. اگه در گیرودار منفی بافی بتونی متوجه این مسئله بشی که من دارم مایه عذاب خودم میشم همین کافیه تا بتونی از محدودیت های شرطی شده ایگویی فراتر بری. این آگاهی امکانات بیشماری رو که در نتیجه خداگاهی ایجاد میشن یعنی راه های بسیار هوشمندانه تری برای مقابله با هر نوع شرایط رو در اختیارت قرار میده. درست در لحظه ای که متوجه میشی شاد نبودنت نامعقوله میتونی از این حالت رها بشی. منفی بافی هوشمندانه نیست و همیشه متعلق به ایگوه. ایگو شاید زیرک و زرنگ باشه ولی باهوش و فرزانه نیست. زیرکی اهداف بی اهمیتی برای خود تعیین میکنه هوش و فرزانگی کل عظیمتری رو میبینه که همه چیز در اون به هم مرتبط هستند. انگیزه ی زیرکی منافع شخصی او به شدت هم کوته بینان است اکثر سیاستمداران و سوداگران زیرک و زرنگن ولی تعداد کمی از اونها باهوشند. هر چه از راه زیرکی به دست میاد کوتاه مدت و همیشه به شکست خود منتهی میشه زیرکی تفرقه میاندازه ولی هوش در بر میگیره و وحدت میبخشه زمینه احساس بدبختی ایگو جدایی میندازه و جدایی و تفرقه مایه رنج و اندوه میشه بنابراین ایگو بیماریه علاوه بر احساسات و عواطفی که آشکارا منفی هستند مثل عصبانیت، بیزاری، تنفر، حسادت و غیره احساسات منفی ظریف و پنهانی هم وجود دارند مثل حساسیت و شکنندگی، بیصبری و بیقراری، دلشوره، تحریک پذیری، بیزاری از همه چیز، عصبی بودن و غیره این احساسات زمین ساز احساس بدبختی و اندوهه بسیاری از آدم هاست تو باید به شدت هوشیار باشی و کاملا حضور داشته باشی تا بتونی این حالات و احساسات رو در خودت تشخیص بدی لحظه تشخیص اونها لحظه بیدارگری و جداسازی هویت از ذهن در اینجا میخوایم درباره یکی از شاید ترین حالات منفی صحبت کنیم که به علت رایج بودن اون اکثر مردم اونو ندیده میگیرن شاید تو هم با اون آشنا باشی آیا اغلب احساس نمی کنی از چیزی ناراضی هستی؟ یا بهتره بگیم که از رنجشی زمینه ای این حالت تریشه گرفته این حالت شاید خاص یا عمومی باشه بسیاری از مردم بخش عمده ای از زندگیشون رو در این حالت سپری میکنن اونا انقدر با این حالت یکی شدن که نمیتونن شاهد اون باشن یعنی بسیاری از آدم ها حالتی دارن شبیه حالت کسی که داره خواب میبینه اما نمیدونه که داره خواب میبینه بنابراین هر چیزی رو که در خواب میبینه واقعی تلقی میکنه و دچار احساسات و عواطف مربوط به رویاهای خود میشه تو هم فکرهایی در سر داری فکرهایی که همچون صداها در گنبد سر تو تنین میندازن و تو از اینکه فکرهایی در سر داری کاملا بیخبری تو مدام فکر میکنی یعنی داری مدام با خودت حرف میزنی تو خوابی و نمیدونی که در خواب هستی در اینجا بعضی از فکرهایی رو یادآور میشم که زمین ساز احساس بدبختی و ناخرسندی و بیزاریه در اینجا با محتوای این فکرها کاری ندارم قرض من فقط نشون دادن ساختار اون هاست دقت کن و ببین احساس بدبختی و اندوه تو به کدوم یکی از فکرهای زیر وابسته است و کدوم یکی از افکار در مورد تو با توجه به شرایطت صدق میکنه برای اینکه بتونم احساس شادی و آرامش کنم باید اتفاقی در زندگی بیفته و از اینکه تا به حال چنین اتفاقی نیفتاده ناراحتم شاید این ناراحتی من باعث بشه سرانجام این اتفاق رخ بده یا چیزی در گذشته اتفاق افتاده که باعث ناراحتی و کدورت من شده اگر چنین اتفاقی نیفتاده بود حالا آرامش داشتم یا در حال حاضر اتفاقی در حال وقوعه که نباید رخ میداد و همین مانع از این شده که من آرامش داشته باشم گاهی هم فکر ما متوجه کسی میشه یعنی از رخ دادن یا رخ ندادن حادثه ای منصرف میشیم و انجام دادن و یا انجام ندادن کاری رو از دیگری توقع داریم کاری که اگه انجام داده بشه یا اگه انجام داده نشه به طور مستقیم روی خوشبختی یا بدبختی من اثر میذاره مثلا اینکه تو باید این کار رو بکنی تا من احساس آرامش کنم و از اینکه هنوز این کار رو نکرده این ناراحتم شاید این دلخوری من تو رو وادار به انجام این کار بکنه یا کاری که در گذشته کرده یا نکرده ای اکنون آرامش رو از من گرفته یا کاری که در حال حاضر انجام میدید یا تا به حال انجام نداده ای آرامش من رو مختل کرده به همین دلیل که ناخورسندم به همین دلیل که احساس بدبختی و اندوه میکنم اگر چنین نبود من احساس آرامش و خوشبختی میکردم راز خورسندی و خوشبختی همه مواردی که در بخش قبل به اونها اشاره شد فرضیه ها و افکاری نسنجیده هستند که با واقعیت اشتباه گرفته میشن داستان هایی هستن که ایگو سرهم میکنه تا تو رو متقاعد کنه که با وضعی که اکنون داری نمیتونی در آرامش باشی و با چنین وضعی نمیتونی کاملا خودت باشی در آرامش بودن و خود بودن یکی هستن ایگو میگه شاید زمانی در آینده اگر فلان اتفاق بیفته یا فلان چیز رو به دست بیارم بتونم آرامش پیدا کنم یا میگه به دلیل اتفاقی که در گذشته افتاده هرگز نمیتونم آرامش داشته باشم اگر به داستان افراد مختلف گوش بدی میتونی این عنوان رو برای اون انتخاب کنی چرا نمیتونم در حال حاضر آرامش داشته باشم ایگو نمیدونه که تنها فرصت تو برای آرامش داشتن زمان حاله یا شاید میدونه و از این میترسه که تو هم به اون پی ببری چطور میتوان آرامش حقیقی رو همین حالا تجربه کرد با صلح و آشتی کردن با لحظه حال لحظه حال صحنه ای که نمایش باشکوه زندگی در اون اجرا میشه زندگی در هیچ کجای دیگه جز در لحظه حال اتفاق نمیافته. وقتی که با لحظه حال آشتی می کنی، اتفاقاتی رخ میده تصمیم هایی می گیری، کارهایی می کنی. ببین اینا چی راز کشف و بهرهمندی از زندگی، راز همه شادکامی ها، موفقیت ها، یگانه شدن با زندگیه. یگانگی با زندگی، یگانگی با لحظه حاله. وقتی که با لحظه حال یگانه میشی، اون وقتی که تو نیستی که زندگی میکنه. بلکه در واقع زندگیه که تو رو زندگی میکنه زندگیه که میرقصه و تو رقص این زندگی بزرگ و باشکوه هستی ایگو به رنج و اندوه خود وابسته است و نمیخواد از اینها جدا بشه ایگو از واقعیت رنجیده است اون عاشق دلخوری از واقعیت واقعیت چیه هر چیزی میتونه باشه بودا اون رو تا 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 نامیده که معنی اون چنینی زندگیه که چیزی جز چنینی این لحظه نیست مخالفت با چنینی زندگی یعنی اون چیزی که همین الان هست یکی از مشخصه های بارز ایگوه این ویژگی باعث خلق حالات منفی مورد نیاز ایگو و شاد نبودن میشه که ایگو اون رو دوست داره به این ترتیب تو باعث عذاب خودت و دیگران میشی بدون اینکه بدونی چه میکنی و چه جهنمی رو روی زمین خلق میکنی این ماهیت زندگی کردن به شکل ناخودآگاه، ایجاد درد و رنج بدون آگاهی از اون که این یعنی گرفتاری کامل در چنگ ایگو حدود ناتوانی ایگو در آگاهی از خود و مشاهده کارهایی که انجام میده تکان دهنده و باور نکردنیه ایگو دقیقا همون کارهایی رو میکنه که دیگرانو به خاطرشون محکوم میکنه این کار ایگو با آگاهی و خداگاهی نیست وقتی به کارهاش اشاره میشه برای اینکه واقعیات را تحریف کنه یا با عصبانیت منکر میشه یا زیرکانه استدلال میکنه و خودش رو موجه جلوه میده وقتی همه اینها با شکست مواجه میشه ایگو متوسل به داد و فریاد یا خشونت های جسمانی میشه کشتی ها رو به آب بندازین چون اکنون دیگه عمق کلمات ایسا رو بر صلیب درک میکنی که میگه آنها را ببخشایید چون نمیدانند چه میکنند برای پایان دادن به بدبختی هایی که هزاران سال گریبانگیر وضعیت زندگی انسان شده باید از خودت شروع کنی و مسئولیت حالات درونیت رو در هر لحظه به عهده بگیری. این یعنی همین حالا شروع کن. از خودت بپرس آیا در این لحظه احساس یا حالت منفی در من هست؟ بعد هوشیارانه به افکارت و به احساساتت آگاه شو به هر گونه عدم رضایت و شادی حتی در پایین ترین سطح اون و به هر شکلی از اشکالی که قبلا اشاره کردم مثل نارضایتی، عصبی بودن، بیزاری و مانند اینها توجه کن افکاری رو که ظاهرا این عدم رضایت یا غمگین بودن رو توجیه میکنه ولی در واقع باعث اونها هستند رو زیر نظر داشته باش آگاه شدن به حالات منفی درونت به معنی تسلیم یا شکستت نیست بلکه به معنی موفقیتته تا زمانی که این آگاهی درونت رخ نداده هویت تو وابسته به حالات درونیته که این هویت سازی یعنی ایگو به دنبال آگاهی هویت بودنت از افکار، احساسات و واکنش ها جدا میشه نباید این رو با انکار اشتباه بگیری باید افکار احساسات و واکنشات رو بشناسی و درست در لحظه شناخت جداسازی هویت خود به خود اتفاق میافته. سپس حسی که از خودداری و کیستی تو دچار تحول میشه. پیش از این آگاهی تو از احساسات و حالتهای خود هویت می‌گرفتی یعنی با ایگو همزاد پنداری می کردی. اکنون آگاهی و حضوری خداگاه هستی که شاهد اون حالاته راستی کیه که میگه من روزی از چنگ ایگو رها خواهم شد بی این حرف حرف خود ایگوه رهایی از ایگو واقعا کار بزرگی نیست بلکه کاری بسیار کوچک در واقع تنها کاری که باید بکنی اینه که نسبت به افکار و احساسات در حین رخ دادنشون آگاهی داشته باشی یعنی در واقع این یک عمل نیست بلکه مشاهده است این حرف درسته که هیچ کاری نمیتونی برای رهایی از ایگو انجام بدی چون هیچ عملی رخ نمیده بلکه فقط داری مشاهده میکنی داری آگاه میشی وقتی اون تحول یعنی تبدیل فکر به آگاهی به خداگاهی اتفاق میافته هوشی بسیار عظیمتر از ایگو عملکرد خود رو در زندگی تا آغاز میکنه احساسات و حتی افکار از طریق آگاهی غیر شخصی میشن و تو ماهیت غیر شخصیشون رو درک میکنی دیگه خودی در کار نیست اینا دیگه فقط مشتی افکار و احساساتن حالا دیگه تو میدونی که قصه شخصی زندگی تو چیزی نبوده جز مشتی فکر و احساسات و خاطره حالا دیگه این قصه شخصی رو خیلی جدی نمیگیری و از اون هویت نمیسازی تو نور حضور هستی همون آگاهی که مقدم بر افکار و احساسات و عمیقتر از اونهاست همه شکل های ایگو بیماری هست. همونطور که گفتیم ایگو چیزی جز یک بیماری نیست ایگو دردزا و رنجافرینه ویژگی های بسیاری از بیماری ها و آشفتگی های روانی در ایگو هم هست ویژگی ویژه بیماری ایگو اینه که این بیماری رو همه در بیمار تشخیص میدن جز خود بیمار مبتلای به ایگو اصلا نمیپذیره که بیماره ایگو میخواد خودش رو مهمتر و برتر جلوه بده بنابراین درباره داشته ها و توانایی ها و روابط خیش بسیار مبالغه میکنه و دروغ میبافه ایگو با این دروغ ها و لاف ها برای خودش هویت میسازه از طرف ایگو احساس بیکفایتی و ناتوانی هم میکنه بنابراین دوست داره بیشتر داشته باشه تا فر و بهتر و برتر بشه از این لحاظ ایگو بسیار حریصه ایگو اگه نتونه به داشته های خود اضافه کنه درباره داشته هاش به طور غیر ارادی و ناخودآگاه مبالغه میکنه و دروغ میبافه مبتلایان به ایگو دائما و بی اختیار دروغ میگن اکثر اون چیزی که درباره خودشون و داستانشون به تو میگن خیال پردازی و اماراتی افسانه‌ایه که ایگو برای اینکه احساس بزرگتر بودن یا خاص بودن بکنه اون رو طراحی کرده این خود بزرگبینی و خود انگاره کازه به اونها گاهی دیگران رو فریب میده ولی معمولا مدت زیادی طول نمیکشه. اکثر مردم کمی بعد به سرعت متوجه میشن که همه اینها تخیلی بوده. بیماری روانی شیزوفرنی یا پارانویا که روان گسیختگی تو با بدگمانی مفرته اساسا شکل افراطی ایگوه این بیماری معمولا از داستانی تخیلی که ذهن اون رو برای توجیه احساس ترس پایدار درونی ابدا کرده تشکیل میشه عنصر عمده این داستان اعتقاد به این مسئله است که افراد خاصی گاهی تعداد زیادی از اونها و گاهی همه اونها بر ضد من توطئه میچینند یا تبانی میکنن که منو بکشن یا کنترل کنن این داستان اغلب از انسجام درونی و منطقی برخورداره به طوری که گاهی دیگران هم فریب میخورن و اون رو باور میکنن گاهی این اجتماعات و فرقه ها و ملت ها و دولت هستند که دوچار پارانویا میشن ترس ایگو از دیگران و بیاعتمادیش نسبت به اونها باعث میشه تا بر دیگری بودن دیگران تاکید کنه و از اشتباهات اونها هویتی برای اونها بسازه و اونها را با اشتباهاتشون یکی بپنداره به این ترتیب ایگو از دیگران حیولا می سازه. ایگو به دیگران محتاجه با وجود این از دیگران می ترسه. ترس از دیگران باعث میشه ایگو از دیگران نفرت داشته باشه. ژامپل سارتر فیلسوف فرانسوی می گفت دیگران دوزخند. این گفته ی سارتر باور نهادینه شده ی ایگوه. کسی که مبتلا به پارانویاست سوزش آتش این دوزخ رو به شدت احساس میکنه. مبتلایان به ایگو همین دوزخ رو احساس میکنن گرچه کمی خفیفتر از مبتلایان به بیماری پارانویا به هر اندازه ایگو فربهتر باشه تمایل تو به اینکه تقصیر همه نابسامانی های زندگیت رو به گردن دیگران بندازی بیشتر میشه دیگران باعث شدن تو عقب بمونی دیگران باعث شدن تو رشد نکنی دیگران باعث استرابان و آرامی تو شدن دیگران باعث بدبختی تو شدن آری آره دیگران دوزخند. به این ترتیب تو زندگی رو بر خود و دیگران دشوار میسازی البته تو خود قادر به تشخیص این بیماری خود نیستی و به خود حق میدی که چنین و چنان باشی چون دیگران به تو ظلم کردند و تو مظلوم واقع شده ای علامت های بیماری پارانویا در همه شکل های ایگو هست گرچه این علامتها در بیماری پارانویا کمی پررنگ تره فرد مبتلا به این بیماری هرچه بیشتر در معرض سرزنش و ملامت و تهدید دیگران باشه یقین میکنه که او در مرکز عالم واقع شده و همه عالم به دور او میگرده اکنون افراد بیشتری به اون توجه میکنن پس اون حتما مهمه گرچه این توجه آمیخته به سرزنش و ملامت و تهدیده اما ایگو از نفس این توجه خوشش میاد و از اینکه اصلا مورد توجه نباشه بیزاره هرچقدر احساس قربانی بودن و مظلوم بودن فرد مبتلا به پارانویا یا ایگو شدید تر باشه احساس ویژه بودن اون عمیق تره حالا دیگه اون قربانی و همه درباره او اشتباه میکنه. چنین بیماری در ذهن خیش قصه ای می در این قصه اون هم نقش قربانی را ایفا میکنه و هم نقش قهرمانی رو که روزی همه این نیروهای اهریمنی رو شکست خواهد داد و دنیا رو نجات خواهد بخشید در هر ایگوی بیماری پارانویا رو میشه مشاهده کرد چه ایگوی فردی چه ایگوی جمعی و عقیدتی در هر ایگوی منی یا مایی هست که با نیروهای اهریمنی و شرور روبروه سرچشمه بسیاری از رنجهای بشر در طول تاریخ همین بیماریه دفتیش عقاید در اسپانیا اعدام و زنده زنده سوزاندن کافران و ساحره ها در جوامع مسیحی اون زمان جنگ جهانی اول و دوم کمونیسم مکارتیسم در آمریکای دهه نود خشونت های خاور میانه همه این حوادث تلخ بر پارانویای جمعی بشر مبتنی بودند هرچقدر افراد ملت های گروه‌ها گروه ها و ناخداگاه باشند این احتمال بیشتره که ایگوی بیمارگونه شکل خشونت های جسمی به خود بگیره خشونت راهی ابتدایی ولی هنوز بسیار رایج برای ایگو که از طریق اون سعی میکنه خودش رو تحکیم کنه و بر حق بودن خود و خطا بودن دیگری رو ثابت کنه بحث با افراد بسیار ناخودآگاه به راحتی میتونه به خشونت های جسمانی بیانجامه. بحث چیه ابراز عقیده دو نفر و وجود اختلاف بین عقایدشون هویت هر یک از این دو نفر انقدر وابسته به افکاریه که عقایدشون رو تشکیل داده که اون افکار در ذهنیتشون که اون رو با خودشون برابر میدونن تثبیت شده به بیان دیگه هویت و فکر با هم ادغام شدن در این صورت من وقتی از عقایدم یعنی افکارم دفاع میکنم احساس میکنم دارم از خودم دفاع میکنم ناخودآگاه احساس و عملم نشون دهنده اینه که دارم برای حفظ بقا مبارزه میکنم از این رو احساساتم این عقیده ناخداگاه رو منعکس میکنه ناآروم میشم ناراحت عصبانی یا پرخاشگر میشم باید به هر قیمتی پیروز بشم چون در غیر این صورت نابود خواهم شد این یک توهمه ایگو نمیدونه که ذهن و جایگاه های ذهنی ارتباطی با کیستی تو ندارن چون خود ایگو ذهنیت بیش نیست یعنی ایگو همون ذهن مشاهده نشده است استادان مکتب زن میگن لازم نیست به دنبال حقیقت بگردی فقط وابسته نظرات خیش نباش همین کافیه معنی این چیه؟ یعنی اینکه خودت رو با ذهن یکی ندون در این صورت کیستی تو که فراتر از ذهن خود به خود پدیدار میشه کار کردن بی حضور ایگو یا با حضور ایگو بسیاری از آدم ها گاهی محو شدن ایگو رو تجربه می کنند. اونهایی که مهارتی شگفتانگیز در کار خیش دارند و به کار خیش عشق می ورزن، در حین انجام کارشون کاملا یا تا حدود زیادی بدون ایگو هستند. شاید اونها خودشون ندونند ولی کار براشون به یک تمرین معنوی تبدیل شده. اکثر اونها در حین انجام کار حضور دارند. اما به محض اینکه به زندگی خصوصیشون برمیگردند دوباره به دامن ناآگاهی میافتند یعنی این آدم ها فقط در بخشی از زندگیشون هست که حضور براشون تحقق پیدا میکنه من آموزگاران، هنرمندان، پزشکان، پرستاران، مددکاران اجتماعی، پیشخدمتها، آرایشگران و فروشنده های بسیاری رو دیدم که کارشون رو به شیوهی ستایش انجام میدم و در کارشون به دنبال هویتی برای خود نمیگردند. اونا قرق لحظه اکنون میشن و با زمان و زمین و مردم و کار و لحظه اکنون یگانه میشن. تاثیر این گونه آدم ها بر دیگران پراتر از تاثیر کاری که انجام میدن. اونها نفسانیت مخاطبان خود رو کم رنگ میکنن. همه ما آدم هایی رو که با لحظه حال یگانه اند، خیشتن خیششون هستند. و از هویت ذهنی کاملا فارغ و آسودن دوست داریم. بنابراین هنگام مواجه شدن با چنین آدم هایی ما هم مجالی پیدا می کنیم تا آسوده خاطر از ایگوی خیش فارغ بشیم و ماسک خیش رو زمین بذاریم. آری، هنگام مواجه شدن با این افراد ما دست از نقش بازی کردن می کشیم. آدم های دوست داشتنی بسیار موفق هم هستند. بنابراین شگفت نیست اگر بینیم کسانی که از ایگوی خیش فارغند در کار و زندگی هم موفق ترند اونهایی که با کار خیش یگانه هن در خلق زمینی نو سهم عمده دارند من بسیاری رو هم دیدم که در کارشون مهارت دارند اما ایگوی اونها مدام مداخله میکنه و در کارشون اخلال ایجاد میکنه اونها هنگام کار فقط بخشی از تمرکز خود رو متوجه کارشون میکنند بخش عمده توجه اونها صرف ایگوشون میشه. ایگوی اونها میخواد تایید و تحسین بگیره و تقاضای قدردانی داره و انرژی صرف احساس دلخوری از اینکه به اندازه کافی ازش قدردانی نشده میشه و قدردانی از نظر اون هرگز کافی نیست. آیا کسی دیگه ای هست که بیشتر از من از اون قدردانی شده باشه؟ یا اینکه تمرکز اصلیشون بر منفعت و قدرته و کارشون فقط ابزاری برای رسیدن به این هدف. وقتی کار فقط ابزاری باشه برای رسیدن به هدف از کیفیت بالایی برخوردار نخواهد بود وقتی موانع و مشکلاتی در کارشون ایجاد میشه وقتی همه چیز مطابق انتظار پیش نمیره وقتی افراد و شرایط با اونها همکاری و مساعدت نمیکنن به جای اینکه فورا خودشون رو با شرایط جدید وفق بدن و پاسخگوی مقتضیات زمان حال باشن در برابر شرایط واکنش نشون میدن و خودشون را از اون جدا میدونن ایگو یا من از شرایطی که پیش اومده دلخور میشه و انرژی بسیار زیادی به خاطر این مقاومت یا خشم مصرف میشه نیرویی که اگه مورد استفاده نادرست ایگو قرار نمی گرفت میتونست برای حل مشکلات به کار گرفته بشه به علاوه این انرژی منفی یا ضد انرژی موانع و مخالفت های جدیدی رو ایجاد میکنه بسیاری از مردم به راستی بدترین دشمنان خود هستند مردم وقتی از کمک کردن به دیگران و قرار دادن اطلاعات در اختیارشون دریغ میکنن یا سعی میکنن اونها رو کم اهمیت جلوه بدن تا مبادا اونها از من موفق تر بشن و اعتبار بیشتری به دست بیارن ندانسته کار خودشون رو خراب میکنن ایگو نمیدونه همکاری و مساعدت چیه مگر اینکه انگیزه ای در میان باشه هرچه بیشتر دیگران رو با خودت یکی بدونی همه چیز راحت جریان پیدا میکنه و تو هم راحتتر به خواستهات میرسی وقتی به دیگران کمک نمی کنی یا مانعی سر راهشون قرار میدی کائنات در قالب مردم و شرایط به تو یاری نمی رسونن. چون خودت رو از کل جدا کرده ای. احساس ناخداگاه و محوری کافی نبودن در ایگو باعث میشه در برابر موفقیت دیگران طوری واکنش نشون بدی مثل اینکه این موفقیت از من رو بوده شده ایگو نمیدونه که دلخوری تو از موفقیت دیگران باعث محدودیت فرصتهای موفقیت خودت میشه. برای جلب موفقیت به سوی زندگی خودت باید هر جا اون رو میبینی ازش استقبال کنی. یعنی از موفقیت خوشحال بشی چه خودت موفق شده باشی چه دیگری چون به این ترتیب شانس موفقیت تو به طرز چشمگیری افزایش پیدا میکنی. ایگو به هنگام بیماری بیماری میتونه ایگو رو تضعیف کنه یا اون رو تقویت کنه اگر هنگام بیماری گله کنی که چرا باید بیمار بشی اگر به حال بیمار خود دلت بسوزه ایگوت تقویت میشه اگر بیماری خود رو به پاره ای از هویت خیالی خود تبدیل کنی ایگو تقویت میشه ممکنه مدام گوشزد کنی من همونم که بیمارم و از بیماری خود رنجور تو این نکته رو مدام گوشزد میکنی چون میخوای ما بدونیم که تو چه کسی هستی از طرفی هم. کسانی هستند که هنگام سلامت ایگوی بسیار فر دارند اما هنگام بیماری ایگوشون هم تحلیل میره و اونها آدمهایی بی پیرایه ساده و مهربون میشن بیماری اینها بهشون بصیرتی میبخشه که هنگام سلامت از اون بی بهره بودن بیماری ناگهان اینها را از خواب قفلت بیدار کرده و سرچشمه های دلاغاهی رو نشونشون داده. به همین دلیل که میبینی ناگهان حکمته که از قلبهاشون بر زبونشون جاری میشه. بسیاری از اینها با بازگشت سلامتیشون ایگو و قفلتشون هم بر میگرده. انگام بیماری توانایی تو کاهش پیدا میکنه. بنابراین ذات آگاه هستی به یاری تو میشتابه تابه. و اندک باقی مانده توان تو رو برای شفای تو به کار میگیره. انگامی که توان تو بر اثر بیماری کاهش پیدا میکنه، ایگو هم ناتوان میشه و برای فعالیت ها و شیطنت های خود توانی پیدا نمیکنه تا مصرف کنه. گاهی هم ایگو از همون اندک انرژی که برای توی بیمار باقی مونده برای رسیدن به اهدافش استفاده میکنه. نیازی به گفتن نیست که اون دسته از افرادی که ایگوشون در طول بیماری مستحکم میشه بهبودی بیماریشون بیشتر طول میکشه بعضی هرگز بهبود پیدا نمیکنن به این ترتیب بیماری در اونها مزمن میشه و به پارهی جدا نشدنی از هویت اونها و احساس کاذبشون نسبت به خود تبدیل میشه ایگوی جمعی خیشتن خیش بودن و اصالت داشتن چقدر دشواره. ایگو گریز از خیشتن خیشه ایگو از خود میگریزه و از این گریز ناخرسنده برای فرار از این ناخرسندی ایگو تلاش میکنه تا خود رو به مفهومی ذهنی و فربهتر بچسبونه تا گندهتر و مهمتر جلوه کنه این مفهوم میتونه یک گروه یک حزب سیاسی یک نهاد یک فرقه یک ملت یک مرام عقیدتی یا حتی یک تیم فوتبال باشه البته گاهی هم دیده شده که ایگو کاملا در قالب کسی که زندگیش رو وقف کار و تلاشی ایثارگرانه برای صلاح جمع کرده محو میشه. خلاصی از بار سنگین ایگو چقدر آرامش بخشه. اعضای یک جمع بدون توجه به کار و تلاش زیاد و ایثاری که میکنن احساس شادی و رضایت میکنن. ظاهر قضیه اینطور نشون میده که ایگو رو در خود کشتن. سوال من اینه آیا واقعا از ایگو رها شدن یا ایگو از شکل فردی به شکل جمعی در اومده؟ ایگوی جمعی همون ویژگی های ایگوی فردی رو داره مانند نیاز به درگیری و استکاک، نیاز به وجود خصومت و دشمنی، میل به برتر و برحق بودن خود و زبونتر و باطل بودن دیگر. جمع اسیر ایگو خیلی زود با جمع دیگران وارد خصومت و دشمنی میشه. ایگو به خصومت محتاجه. و به مخالفان خود نیاز داره چون مخالفان هستند که مرزهای ایگوی من رو یا ایگوی جمع من رو تعیین میکنند و به من یا جمع من هویت میبخشند جمع ایگویی هم سرانجام دچار عذاب ایگو میشه و شاید همین عذاب باعث بشه این جمع از خواب ایگو بیدار بشن و جنون نفسانیت یا ایگو رو در خود مشاهده کنن شاید ابتدا برات کمی دشوار باشه که چشم باز کنی و ببینی که بنیاد جمعی که از اون هویت کسب می کنی همه برباده. شاید پس از درک این نکته نسبت به همه چیز بدبین بشی و همه ارزش های مثبت رو هم به باد تمسخر و انکار بگیری. به این ترتیب از چاهی در اومده ای و به چاه دیگه ای افتاده ای. تو از چنگ نفس یا ایگوی خیش بیرون نیامدی بلکه از شکلی از ایگو به شکل دیگه ای از اون گریخته ایگوی جمعی معمولا جاهل و نادانتر از ایگوی فردیه گاهی در جمع میتوان به جنایاتی دستد که به طور انفرادی حتی تصور انجام اون هم غیر ممکنه خورشید آگاهی تازهی در حال دمیدنه با دمیدن این خورشید دیده میشن کسانی که به دور هم جمع میشن تا عشق و شادمانی و زندگی رو ستایش کنن. این ستایشگران عشق و شادمانی و زندگی کسانی نیستن که به امید واهی کسب هویتی گرده هم بیان اونها تعلقی ندارند و زیر بار منیتی نیستن اونها نمیخوان در جمع باشن تا تعریفی برای خود پیدا کنند. اونها حتی اگر به طور کامل از ایگو نواریده باشن انقدر هوشیار هستن که بازی های اون رو بشناسن و اون رو تشخیص بدن البته باید هوشیار هوشیار بود چون ایگو زیرکه و تلاش میکنه به هر بحانه که شده روزنه برای نفوذ و چیرگی پیدا کنه. جمع آگاه آگاهی خود رو حفظ میکنه و اون رو گسترش میده. این جمع گردبادی از خداگاهی رو بر روی کره زمین گسترش میده و باعث تسریع تحول بر روی کره زمین میشه و سرنوشت آینده زمین رو رقم خواهد. زندگی فنا و تو زندگی هستی شیزوفرنی بیماری گسست در روان آدمیه ایگو هم وقتی ظاهر میشه که شکافی بین من و خودم افتاده باشه از همین شکافه که ایگو رخنه میکنه و وجود ما رو اشغال میکنه تو تصویری از خود در خیال خود ترسیم کرده ای انگامی که از خودت سخن میگی به این تصویر نظر داری بدیهیه که تو این تصویر خیالی نیستی بنابراین وقتی که درباره زندگی من حرف میزنی از اون چیزی که هستی و از هستی خود جدا میافتی زندگی من به همون تصویر خیالی که از خود ترسیم کرده ای تکیه داره تصویر خیالی تو از خیش وهمی بیش نیست هنگامی که این وهم رو به جای واقعیت خیش میشونی دچار توهم میشی یعنی کاملا باور میکنی که تو همان تصویر ذهنی از خیش هستی آنگاه یک من هست که یک زندگی داره در این صورت من و زندگی جدا از هم فرض شده ایم و از اونجا که از هم جدا هستیم من ممکن زندگیم رو از دست بدم بنابراین مرگ واقعیتی تهدیدآمیز جلوه میکنه مرگ میتونه زندگی من رو از من بگیره واجه ها و مفاهیم غلط اندازن و آنگاه که از زندگی من سخن میگم زندگی رو به دو پاره جدای از همه من و زندگی تبدیل می کند. فکر زندگی من همون توهم بنیادی جدایی و افتراقه. همین جدایی و افتراقه که خواستگاه ایگوه. اگر من و زندگی جدا هستیم، پس من از همه چیز و همه کس جدا هستم. من از هستی جدا هستم. اما چطور ممکنه که من از هستی جدا باشم؟ مگر من نیستی هستم. غیر ممکنه که من باشم و از هستی جدا باشم. بنابراین واقعیتی به نام زندگی من وجود نداره. من زندگی ندارم بلکه من همون زندگی هستم. من و زندگی یگانه ایم. هنگامی که من و زندگی یگانه ایم پس چگونه ممکنه که من زندگی رو از دست بدم؟ من خود زندگی هستم و چگونه ممکنه من چیزی رو که هستم از دست بدم؟ ممکن نیست. من زندگی هستم و زندگی از دست کسی نمیره. چون کسی جز زندگی نیست که زندگی از دست او بره